که یه روز کائنات تصمیم بگیره به ما انسانها درس بده، مثل روز روشنه که میره سر اصل مطلب. مثلا از ورزشکار پاشو میگیره، یا از فیلسوف عقلشو، از نقاش چشمشو و از آشپز زبونشو. اما من چی؟ درس من چی بود؟ من آزادیمو از دست دادم. من اسیر زندان شدم. تو زندان مثل سگ با من رفتار میکنن، مثل سگی که معبد مقدسی و کثیف کرده باشه. من تو زندانم، توی زندان واقعی با دیوارهای بلند و میله های آهنی. به نظر من بزرگترین تنبیه زندان اسارتش نیست. من فکر میکنم کسالت بی حد بدترین شکنجه زندانه. من اسیر زندان و روزهای سخت ملال آورشم. تو زندان همیشه شورش هست. شورش نباشه فرار، فرار نباشه اعتصاب. ساختمون اینجا همیشه میلرزه. تازگی ها فکری به ذهنم رسیده. تصمیم گرفتم داستان بنویسم. میخوام داستان زندگی خودمو بنویسم. رو تختم مینشینم و صدای هرج و مرج شورش زندانیا رو گوش میدم. نور تشکهایی که میسوزه هیپنوتیزمم میکنه. باید یواشکی و سریع بنویسم. باید دفترم و بین توالت و دیوار پنهان کنم. باید دعا کنم زندانبان پیداش نکنه. اما اینا هیچ کدوم مهم نیست. فقط میدونم باید بنویسم. این کار دیوونگی میخواد و من دیوونه ی نوشتنم. داستانم از کجا باید شروع کنم؟ بین این همه خاطرات کدوم یکی رو انتخاب کنم؟ میدونم و مطمئنم باید از پدرم شروع کنم. نمیتونم دربارش ننویسم، حتی اگه برام سخت باشه. متاسفانه یه حقیقت محض وجود داره. این داستان همونقدر که درباره منه درباره پدرم هم هست. تو همه زندگی بالاخره نفهمیدم به پدرم ترحم کنم، نبینمش، عاشقش باشم یا بکشمش. البته شاید تا آخر داستانم بتونم اینو بفهمم. میدونم برای مردم واقعی بودن داستان مهمه، پس همین اول بگم تمام این یادداشت ها واقعیان. در ضمن جسد پدرم هیچ وقت پیدا نشد. تازه کلاس اولی شده بودم، دو ماهی میشد رفته بودم سر کلاس. یه دفعه بابام راست راست وارد کلاس شد و صدام زد: جسپر. بابا برای بار دوم منو از مدرسه کشید بیرون، اما این دفعه تصمیمش جدی بود. میخواست خودش بهم درس بده. منم ناچار دنبالش را افتادم تا خونه. سیستم آموزشی بابا مثل رینگ بوکس بود. بیشتر کلاسام تو آشپزخونه برگزار میشد. بابا خاکستر سیگارش رو روی ظرفهای نشسته میتکند و همزمان به من ادبیات، فلسفه و جغرافیا درس میداد. بعضی وقت هم کلاساش تو اتاق برگزار می‌شد، لای یک عالم کتاب دست دوم، عکس ترسناک شاعرای مرده و زیر سیگاری‌های پر. کلاسای درس گیج کننده بود و موضوع درس‌ها هم مختلف بود و در هم. وقتی بین کلاس تلفن زنگ می‌خورد، بابا صداشو نازک می‌کرد و می‌گفت: بابام خونه نیست. سالها بعد متوجه شدم خودم هم همین کارو می‌کنم. این دفعه من جای بابا با صدای کلوفتر می گفتم: من باباشم، جاسپر خونه نیست. یه وقتایی با بابا می رفتیم دکه های روزنامه فروشی. بابا بی دلیل سر فروشنده ها داد می زد: این چه وضع اخباره؟ آقا جنگی وجود نداره، قاتلی نیست، هیچ اتفاق بدی نیفتاده، پس برای چی اینقدر پول می گیرید؟ مگه یه روزنامه چی داره که قیمتش اینقدره؟ و من از خجالت سرمو می انداختم پایین. یادم میاد روی صندلی زرد می نشستم تا بابام سرمو اصلاح کنه. کوتاه کردن موهام با جراحی مغز هیچ فرقی نداشت. راستش بابا اعتقادی به سلمونی نداشت. بابام گفت: ببین جسپر، خوب نگاه کن، باید تیغو ببری تا پوست سر. هر وقت رسیدی به پوست دیگه تیغو فشار نده. به این ترتیب ما پدر و پسری بودیم با موهای نامرتب و مجنون. به قول پدرم چه عیبی داره؟ رهایی در این است که شبیه دیوانه ها باشی. شبا بابام داستانای من درآوردی برام تعریف میکرد. داستاناش همیشه سیاه و چندشاور بود. قهرمان داستاناش هم یه جورایی شبیه من بودن. مثلا بابا میگفت:
روزی روزگاری پسری بود به اسم کسپر. دوستای کسپر ازش متنفر بودن. کسپر هم از دوستاش متنفر بود. یه روز صبح مغز کسپر گندید. مغز گندیده یه کسپر خیلی دردناک بود. تو این سری داستانهای قبل خواب کسپر یا گلوله میخورد یا با چاقو له و لورده میشد. یه بارم کر شد. نتیجه اخلاقی داستانام هم همیشه یه چیز بود. از مردم بدون فکر پیروی نکن. به خاطر همین سالها از موافق بودن با مردم وحشت داشتم، حتی در مورد اینکه ساعت واقعا چنده. یه شب بابا منو برد پارک. اولش فکر میکردم شب مهمی باشه. سوار تاب شدم تا بابا هلم بده. هلم نداد. عوضش یه جعبه کفش بهم نشون داد. بابا در جعبه کفش رو باز کرد. تمام خاطرات اجدادم تو همون جعبه کفش بود. عکسای قدیمی زیادی تو جعبه بودن. از نگاه کردن به عکسای آدمای مرده بیزارم. بابا شروع کرد به حرف زدن. یک سر و یک نفس راجع به اجدادش حرف زد. حرفش که تموم شد زل زد تو چشام. بابا نفس نفس میزد. میدونستم تا حالا هرچی گفته مقدمه بوده. بابا ساکت شد. بعد جوری که عصبانیت عمیق رو قورت میداد گفت: میدونی جسپر؟ باید برای یه راند سخت پرتت کنم توی رینگ. این شد که من دوباره برگشتم مدرسه برای بار سوم. دوباره برگشته بودم مدرسه. سعی میکردم با بقیه رفیق شم، اما خیلی موفق نبودم. یه روز دو تا بچه با هم گلاویز شده بودند. یکی از پسرام گفت: تو پلیس شو، من تریدین. پسر دیگه دوست نداشت پلیس شه. هر دوتاشون دوست داشتن تریدین شن. منم دوست داشتم تریدین شم، ولی اصلا نمیدونستم تریدین کیه. بلند شدم و گفتم: من جسپر دینم، پس من تریدین میشم. بچه ها تحقیرآمیز نگام کردن. یکی از پسرا پرسید: تو باش فامیلی؟ گفتم: من اصلا نمیدونم کی هست. همه زدن زیر خنده. آخه من بزرگترین جانی، قاتل و دزد استرالیا رو نمیشناختم. شب از بابا راجب تریدین سوال کردم. بابا اولش ساکت شد و هیچی نگفت. بعد یه دفعه از جایی تو اعماق وجودش بهم گفت: تریدین عموت بود. شوکه شدم. تریدین؟ افتخار هر مبارزه، قاتل پلیسا، عموم بود. هر کاری کردم بابا در مورد برادرش با هم حرف نزد. هر دفعه ازش میخواستم برام حرف بزنه فقط آه بلندی میکشید. برای همین تصمیم گرفتم خودم تریدین رو کشف کنم. از مدرسه شروع کردم. هر کسی یه چیزی میگفت. حرفای زد و نقیز به دردم نمیخورد. رفتم سراغ عکسای خانوادگی. سه تا از عکسا برام خیلی جالب بود. تو هر سه تا عکس سر یه نفر پاره شده بود. فهمیدم کار باباست. سعی کرده بود عکسای برادرش رو از بین ببره، اما پوچی این تلاش قشنگ معلوم بود. یه صدا تو سرم گفت: وقتی سعی میکنی یه نفر رو فراموش کنی، خود این تلاش تبدیل به خاطره میشه. اون وقت باید تلاش کنی همین خاطره رو فراموش کنی و دیگه کارت سخت میشه. دوباره گشتم. چند تا مقاله درباره تریدین تو کتابخونه پیدا کردم. ازشون فوتوکپی گرفتم و به دیوار اتاقم چسبوندم. تو مدرسه به همه گفتم تریدین عمومه. لابد میپرسید چرا؟ غرور. من دیگه با غرور تو مدرسه راه میرفتم. آشکارا ترس تو چهره رفقام میدیدم. اما یواش یواش دیگه هر کس و ناکسی میخواست با من دعوا کنه. خیلی ها میخواستن با زدن برادرزاده تریدین اسم و رسمی پیدا کنن. یه روز صبح چهار تا قلدر اومدن سراغم. بچه هم برای تماشای دعوا جمع شدن. ترسیده بودم و دنبال یه راه میگشتم. همون موقع یاد درس بابا تو کلاس آشپزخونه افتادم. گوش کن جسپر، غرور بهت حس خوبی میده، اما فقط حس خوبی میده، همین. پس خودتو از شرش راحت کن. تو اولین قدم خودتو درگیر شرافت نکن. اینا فقط یه مش حرفن که خودتو گول بزنی.
چارزانو رو زمین نشستم، حتی پشتم هم صاف نکردم، قوز کردم، گذاشتم نوبتی منو بزنن، حتی یکیشون مجبور شد رو زمین بشونه تا بتونه به این مشت بزنه. نقشم جواب داد، کم آوردن. ازم پرسیدن چته؟ چرا مقاومت نمی کنی؟ من چنان با گریه مشغول مبارزه بودم که فرصت جنگیدن نداشتم. هیچی نگفتم. قلدرام روم توف انداختن و ولم کردن. تنها موندم. خونین و مالین برگشتم خونه. بابا وحشت زده نگام کرد. رفتم تو اتاقم. میخواستم عکسای عموتری رو از روی دیوار بکنم که بابا اومد تو اتاقم. بابا گفت کاش اینا رو از روی دیوار میکندی. این شد که گذاشتم سر جاشون بمونن. بعد بابا بالشی دلا کرد و روی تختم دراز کشید. بابا نگام کرد. انگار وقتش شده بود تا بالاخره حرف بزنه. اینجوری شد که بابا داستان زندگیشو شروع کرد. بابا تعریف کرد بعد از حمله هیتلر مادر بزرگم که مامان بابام باشه از لهستان فرار میکنه و میره ژاپن. تو ژاپن مادر بزرگم با پدر بزرگم ازدواج میکنه. بعد یه مدتی مادر بزرگ باردار میشه. در واقع یه توده سلول که قرار بوده بشه بابای من. پدر بزرگ و مادر بزرگم تصمیم میگیرن بچه رو تو وطن خودشون بزرگ کنن. برای همین به لهستان برمیگردن. تو لهستان هیچکی ازشون استقبال نمیکنه. هر کسی خونش رو میخواسته انقدر با لوله آهنی میزدنش تا بمیره. پدر بزرگ منم تقریبا همین جوری میمیره. مادر بزرگم مجبور میشه برای بار دوم از لهستان فرار کنه. مادر بزرگ سواری کشتی استرالیایی میشه و سفرشو شروع میکنه. همین که تو کشتی داد میزنن استرالیا، مادر بزرگم وضع حمل میکنه. اینجوری میشه که بابای من تو دریا دنیا میاد. مادر بزرگ با پدر بزرگ شماره دوی من تو استرالیا آشنا میشه و ازدواج میکنه. پدر بزرگ شماره دو مشغول ساخته زندان بوده. زندانی بالای تپه های شهر سیدنی. زندانی شوم که سایش هنوز رو زندگی من افتاده. چرا؟ چون من همین الان از توی همون زندان دارم می نویسم. برای مادر بزرگ و پدر بزرگ شماره دوی من فاجعه از جایی شروع میشه که مادر بزرگم زبان انگلیسی رو یاد میگیره. هر چقدر بیشتر زبان یاد میگیره شوهرشو بیشتر میشناسه. کم کم حرف زدن صورت زیبای پدر بزرگ شماره دو رو زشت میکنه. پدر بزرگ شماره دو به شدت مرد فاجعه ای بوده. حرفای بابا درباره همه چی بود به غیر از عموتری. از این همه مقدمه چینی خسته شده بودم، اما بابا گرم حرف زدن بود. تو نمیفهمی قهرمان چیه جسپر. قهرمان تو این زمونه کلمه بی ارزشیه. الان قهرمانا هیچ غلطی نمی کنن. این روزا اگه جنگ بشه قهرمانگری یعنی شرکت تو جنگ، نه یک شجاعت منحصر به فرد. جسپر، آدم ها هیچ وقت شخصیتاشون تغییر نمی کنه، فقط نقاباشون عوض میشه. اینا چیه میگی بابا؟ میشه راجع به عموتری حرف بزنی؟ پس تا الان داشتم چه غلطی میکردم؟ من چه میدونم؟ خیلی خب خفه شو، به تمرد تا برات بگم. بابا آهی کشید و تا خود صبح بی وقفه حرف زد. گمونم نفس هم نمی کشید. اگرم می کشید من نفهمیدم. بعد از حرفای بابا انگار تو مغزش سفر کرده بودم. سفری که منو پیر و خسته کرده بود. جوری تک تک کلماتش یادمه که هیچ وقت فراموش نکردم. یه جوری که انگار قصه من بوده. بابا گفت قبل دنیا اومدن برادرم تری من دچار بیماری لاعلاجی شدم. هیچ دکتری مریضیمو تشخیص نمیداد. یه روز حالم خیلی بد شد، نمیتونستم درست نفس بکشم. هرچیو میخواستم قورت بدم یه قرن طول میکشید. گلوم مثل بیابون خشک شده بود. حاضر بودم برای یکم بزاق روحمو بفروشم. چاره ای نبود، فقط باید به مرگ فکر میکردم. فکر میکردم اگه بمیرم تو قبرستون تازه شهر چالم میکنند.
قبرستون جدید هنوز نیمه کاره بود. اگه قبل افتتاحیه قبرستون میمردم، جسدمو به یه شهر دیگه میبردن، یه شهر غریبه. وای خدایا چه تنهایی ترسناکی میشد. با خودم فکر کردم جنازه من حتما باید جنازه افتتاحیه قبرستون باشه، پس باید تا آماده شدن قبرستون مرگم عقب میافتاد. یه روز کنار پنجره دراز کشیده بودم که خبر وحشتناکی شنیدم، خبر سکته پیرزن کافه‌دار. یه رقیب درست در آستانه مرگ. فاجعه بود. برای خط پایان رقابت سختی بود و من جز شانس چیز دیگه ای نداشتم. روز بعد از پدرم حال پیرزن رو پرسیدم. پدرم گفت خوب نیست، بعیده تا آخر هفته دووم بیاره. عصبانی شدم، ملافر پاره کردم، مجبور شدن نگه هم دارن. پدرم داد زد چه مرگته؟ بهش گفتم من میخوام اولین جنازه قبرستون باشم. پدرم خندید. روز بعد برای بقیه هم تعریف کرد، دوستاشم خندیدن. زنم گفتن آخی نازی، بچه ها چه حرفای بانمکی میزنن. چند وقت بعد کل شهر خندیدند. اما برای یه لحظه خنده ها وایساد و همه فکر کردن سوال بی جایی بود. واقعا اولین نفر کیه؟ احتمالاً اولین خاک سپاری باید با شکوه برگزار می‌شد. شهری که یکی از خودش رو دفن می‌کنه، شهر زنده‌ایه. مردم مدام حالمو از مادرم می‌پرسیدند. مادرم با عصبانیت جواب می‌داد خوبه، اما مردم حرف مادرمو باور نمی‌کردند. به زور می‌اومدن تو اتاقم تا با چشمای خودشون ببینن. همه امیدوار به هم زل می‌زدند. شاید اولین مرده شهر من باشم. البته به پیرزنم رحم نمی‌کردند. بعدم فهمیدم بساط شرطبندی هم برپا بوده. پیرزن اولویت اول بود تا اینکه توی بعد از ظهر یه نفر داد زد مرد مرد. نبضمو گرفتم، هنوز میزد. داد زدم کی مرد؟ همسایه طبقه بالایی از بالایی پشت بوم افتاده بود. مرد همسایه، رقیبی که دیر وارد میدون شده بود اما مسابقه رو برد. چشمامو بستم. صدای مردم مثل لالایی خوابم کرد، اما با وضعیت بدتری از خواب بیدار شدم. مادرم لبه تختم نشسته بود. با لحنی پر از گناه بهم گفت من بار دارم. انقدر ضعیف بودم که نتونستم تبریک بگم. چند ماه بعد حالم بدتر شد. مرگ به من نگاه میکرد و لباشو میلیسید. اما من نمردم. البته زنده هم نموندم. گزینه سوم رو انتخاب کردم. به اغما رفتم. خداحافظ دنیا، خداحافظ هوشیاری. کما چیز غریبی بود. جایی بین آغوش باز مرگ و آغوش بسته زندگی. هیچ جا نبودم. مطلقاً هیچ جا. 4 سال با همین وضعیت گذشت. تو دنیای بیرون حمامم میکردند و با لوله به هم غذا میدادند. بعد یه روز شنواییم برگشت. حس میکردم بیناییم هم داره بر میگرده. من تو راه برگشت بودم، ولی هنوز مسیر برگشت برام طولانی بود. مادرم برام کتاب میخوند. آه صدای مادرم، تک تک کلماتشو یادمه. کتاب خوندن برام یه جور تحصیلات ماورایی بود. بعدها که سلامت عقل مادرم زیر سوال رفت، فهمیدم اون موقعها ذهنش با کتاب خوندن درد میکشیده، درد رشد. من تو 8 سالگی دوباره متولد شدم، به همین سادگی. چشمام میدید و پلکام تکون میخورد. مادرم منو بغل گرفت، حتی پدرم. اما تری کوچولوی 4 ساله منو نگاه میکرد. تولد ناگهانی من برا شوک بزرگی بود. پدرم کشون کشون منو جلوی آینه برد. منظره دلخراش بود. آدمای زشتم میدونن زیبایی چیه، حتی اگر زشتی رو ندیده باشن. تری نتونست تا ابد از من فرار کنه. یه روز اومد تو اتاقم و رو تختم نشست. تری یه نفس حرف میزد. پلکام یه تن وزن داشتند. لذت بسته شدن پلکامو از خودم دریغ کردم. میترسیدم اقما در کمینم باشه. به تری خیره شدم. چرا ما اصلا شبیه هم نبودیم؟ یعنی مادرم یه ژن قالبم نداشت. من پوستم زرد بود.
چونم تیز بود، موهام قهوه‌ای بود و دندونم کمی بیرون زده بود. اما تری بور بود با چشمای آبی و صورت متناسب. یه عالم ککومک‌های خوشگل نارنجی هم داشت. تری ازم خواست باش برم تو حیات. من ته زندگی رو دیده بودم. به چشمای زرد مرگ زل زده بودم و دوباره برگشته بودم. اما واقعا دلم حیات میخواست. با 200 تا شاگرد و 400 تا چشم هیچ کدوم منو نمیدیدن. سردی نگاهاشون مثل آتیش منو میسوزند. ساخت زندان تموم شده بود و پدرم به خودش افتخار میکرد. اما شرایط بین من و تری یه جور دیگه میگذشت. من قهرمان تری کوچولو شده بودم. اگه تمام روز تو رخت خواب میخوابیدم، تری هم تمام روز تو رخت خواب میخوابید. وقتی بالا می آوردم، تری هم انگشتشو تو حلقش می کرد. من بوت تری بودم و البته برام خیلی شیرین بود. پدرم نگران پسر واقعیش بود. برای همین یه روز یه فکری به سرش زد. به تری توپ فوتبال داد تا با هم فوتبال بازی کنن. تری می دونست من مجبورم تو خونه بمونم. برای همین قبول نکرد بره فوتبال. پدر کشون کشون تری رو برد توی حیات. تری خودشو به شلی زد. پدرم با تنفر رو زمین توف کرد و غرغر کنان برگشت تو خونه. صبح روز بعد پدر دوتا چمدون با خودش میکشید و تری هم مثلا با پای شلش پشت پدر رفت. دو ماه ازشون خبری نشد. وقتی برگشتن تری عضو تیم فوتبال محلی شده بود و خیلی زود یه بازیکن ماهرم شد. چند وقت بعد استخر جدید شهر افتتاح شد. تری خیلی سری شنا می کرد و تو این رشته هم خوش درخشید. من رو صندلی تماشاچی ها می نشستم و بلندتر از همه تشویقش می کردم. تریدین پسر 7 ساله ستاره فوتبال، ستاره کریکت، ستاره شنا و اولین آدم مشهور شهر شده بود. پدرم از خوشحالی بال در برده بود. منم مثل ماشین قراضه فراموش شده رو تختم دراز کشیده بودم. تری موقع تماشای فوتبال عجیب می شد. دهن نیمه باز، چشمای برق زده و سکوت طولانی. انگار اتفاق مقدسی رو نگاه می کرد. بعد مسابقه چه برنده چه بازنده روحش ارضا شد. از مساوی متنفر بود. بعد از مساوی نمیشد باش حرف بزنی. کم کم تفاوتهای من و تری روز به روز آشکارتر میشد. تفاوت تو چیزایی که دوست داشتیم یا نداشتیم. گفتگوهامون یواش یواش به تکگویی تبدیل میشد. تری عاشق ورزش بود. کتاب و سلش رو سر می برد. مامان و بابا حوصله‌اش رو سر می بردند. بالاخره من حوصله‌اش رو سر بردم. دیگه سر هر چیز مسخره‌ای با هم دعوامون می شد. روزهایی که همه جا دنبالم می آمد و سرفه‌هامو تقلید می کرد خاطره شد. یه خاطره شیرین و دور. من برادرم تری رو برای همیشه از دست دادم. دلم میخواست یه جایی پنهان شم، جایی که کسی منو نبینه، منم کسی رو نبینم. فهمیدم باید برم جایی که بقیه بعدشون میاد برن، جایی که همه از رفتنش گریزون باشن. همچین جایی یعنی کافه آقای لیونل. هیچ کس پاشو تو کافه نمیذاشت. مردم از آقای لیونل بعدشون میامد. نمیفهمیدم چرا. فکر میکردم احتمالاً باید چیز بدی تو وجود لیونل باشه. باورم نمیشد مردم به خاطر پولدار بودنش ازش متنفر باشن. مردم دقیقاً از چیزی متنفر بودن که برای رسیدن بهش له له میزدن. کافه لیونل کم نور بود. میزای چوبی تیره‌ای هم داشت. کافش خالی نبود اما خلوت بود. لیونل یه دختر 11 ساله به اسم کارولین داشت. کارولین همیشه با دهن نیمه باز به پیشخون تکیه می داد. انگار از همه چی متعجب بود. قد بلند و لاغر بود. لبهاش قشنگ بود و چشماش هم سبز. تو تاریکی کافه می نشستم و کارولین رو تماشا می کردم. هر از گاهی هم لابلای خیره شدن به کارولین کتاب می خوندم. کارولین هر روز برام نوشیدنی می آورد. خجالتی بودم باش، حرف نمی زدم.
یه روز کارولین نشست روبروم و گفت همه فکر میکنن داداشت خیلی باحاله. گفتم میدونی که مردم چه جوریان دیگه؟ کارولین گفت به نظر من که خودنمایی میکنه. گفتم خب میدونی که مردم چه جوریان دیگه؟ کارولین گفت خیلی هم از خود متشکره. گفتم خب میدونی که همین شد. من عاشق کارولین شدم. کارولین از تری متنفر بود. اولین نفری که از تری متنفر بود. همین دلیل بس بود تا عاشقش بشم. هر وقت کارولین مسابقه تری رو نگاه میکرد تو چشماش تنفر رو میدیدم. هر بار که جمعیت به هوا میپرید کارولین بی حرکت مینشست. شبا تری میامد تو کافه. بعضی وقتا هم به زور منو با خودش میبرد، اما کارولین با تری حرف نمیزد، حتی نگاشم نمیکرد. قیافه دمق تری دیدن داشت. شرمندم، اما باید بگم این صحنه لذت بخشترین صحنه زندگی بود. کارولین اولین دوست تاریخچه زندگیم شد. هر روز تو کافه تاریک با هم حرف می زدیم. من تمام افکاری رو که تلمبار کرده بودم و براش می گفتم. البته می دونستم کارولین چون دوستی نداره با من دوست شده، اما از دوستی باهاش حس خوبی داشتم. یکم بعد آشنایی من و کارولین اتفاق بدی افتاد. اتفاق بعد مربوط به یه جشن تولد بود. چوب زیر بغل نداشتم، برای همینم بهانه‌ای برای نرفتن به جشن تولد وجود نداشت. تری برعکس من خیلی خوشحال بود. از کله سحر با لباس مهمونی دم در وایساده بود. تو جشن تولد غوغایی بود. انواع و اقسام بازی ها بود. شعبده بازی، غذا بود، شیرینی بود. بچه ها سخت مشغول بازی شدن، منم قاطی بقیه. آفتاب عرق همه رو در آورده بود. چند تا از بچه ها پریدن تو آب و بازی کردن. بازی اینجوری بود: بچه ای که با چشم بسته شنا می کرد باید بچه هایی که چشماشون باز بود و می گرفت. تری هم به جمع شناگر ها ملحق شد. منم مشغول بازی صندلی موسیقی شدم. یه بازی بی مروت. تو این بازی یه صندلی کم بود. وقتی موسیقی قطع می شد باید می دویدی تا بتونی بشینی. درسای زندگی تو مهمونی بچه ها تمومی نداره. همه دور صندلی ها میرقصن. رقصی که شاد نیست. بازی دلهره آوریه. فشار غیر قابل تحمله. چشم همه به مادری که دستش رو دکمه قطع صداست. موسیقی ادامه پیدا میکنه. مادر مسئول صدا تظاهر میکنه صدا قطع شده. چهره بچه ها از وحشت بیریخت میشه. این بازی به بچه ها چی یاد میده؟ سازنده این بازی میخواسته چی بگه؟ اینکه تو دنیا به اندازه کافی صندلی نیست؟ خوشبختی وجود نداره؟ شادی، لبخند، پول، شغل وجود نداره؟ اما این موسیقی همین جوری ادامه داره. من اولین بازنده این بازی بودم. برای همینم اعتقاد دارم آدم باید تو زندگیش همیشه صندلی همراش باشه. تو همین لحظه از کنار صخر هیاهو بلند شد. دستای تری توی آب بود. دو دست دیگه هم از آب بیرون بود. تقلای زیاد هر دوتا دست معلوم بود. صحنه هیچ توضیحی لازم نداشت. تری یکو غرق میکرد. ماهیا پریده بودن بیرون آب. یکی از پدرها وحشت زده شیرجه زد تو آب و تری از بچه جدا کرد. تری گفت قربانیش تو بازی تقلب میکرده، اما قربانی معتقد بود تری بهش تهمت میزده. پدرم تریو بازخواست کرده. برای پدر حرفای تری بیمنطق بود. حتی اگر راست میگفت باز بازی بازی بود، اما برای تری زندگی بازی بود و بازی ها همیشه زندگی بودن. بعد سالها آموزش توی خونه تری رفت مدرسه و بالاخره اتفاق وحشتناک افتاد. همون چیزی که همیشه ازش میترسیدم، لو رفتن عدم محبوبیتم تو مدرسه. یه روز دیو و برونو دو قلوهای وحشتناک، کابوس شبهای من، قلدرهای مدرسه، منو به درخت بستن. وقتی محکم منو بستن شروع کردم به وراجی. گفتم از کجا می دونستید این درخت مورد علاقمه؟ خدای عجب منظری، چقدر قشنگ. اما وقتی تری رو بین جمعیت دیدم لبخندم منجمد شد. تری به هم زل زده بود.
جمعیت برای قهرمان محبوبشون راه و باز میکردند. دست پاچه نمایشم رو ادامه دادم. ای تری، اینجا معرکه است، چرا نمیای اینجا به ام سر بزنی؟ تری از درخت بالا اومد، نشست و گره های تناب و یکی یکی باز کرد. تری گفت اینجا چه خبره؟ چرا همه ازت متنفرن؟ گفتم خب که چی؟ بالاخره باید از یکی متنفر باشن. اگه من نباشم از کی متنفر باشن؟ تمام بعد از ظهر من و تری رو درخت نشستیم. حضور تری به من میگفت تنهایی، ولی نه مطلقاً تنها. ما با هم برادریم. مدرسه تعطیل شد. دو قلوها با چند نفر دیگه اومدن طرف ما. دو قلوها لبخند شیطانی به من زدند و مشغول بازی کریکت شدند. یه دفعه تنم لرزید. از تصور تمام کتکهایی که در انتظارم بود تنم لرزید. فکری به ذهنم رسید. به تری گفتم ببین دارن تقلب میکنن. جدی؟ آره، من از تقلب بدم میاد. تو چی؟ تری عصبانی شد. صحنه عجیبی بود. صورت تری مثل روغن داغ توی تابه جلز و ولز میکرد. به این ترتیب سرنوشت خانواده دین از بعد از ظهر اون روز تغییر کرد. درباره اتفاقی که بعدن افتاد چیز زیادی ندارم بگم. فقط میتونم بگم تری از درخت پایین رفت، چوب کریکتو از برون رو گرفت و محکم کوبید تو سرش. دیوم چاقو در آورد و محکم فرو کرد تو پای تری. همین. نمیتونم بگم جیغ چه صدایی داشت، چون خودم جیغ زدم، اما صدای تری ابدا در نیامد. روز بعد دکتر خبر وحشتناکی به ما داد. تری دیگه نمیتونست فوتبال بازی کنه. پدر از دکتر پرسید شنا چطور؟ اصلا. کریکت شاید. واقعا؟ نمیدونم. میشه بدون دویدن کریکت بازی کرد؟ نه. پس نه. صدای قورت دادن آب دهان تری رو شنیدم. همه شنیدیم. چند لحظه بعد اشک از چشماش سرازیر شد. چهره تری پر از ناامیدی بود. آرزوی قدیمی تری برآورده شد. تری هم مثل برادرش فلج شد. منتها برادرش دیگه فلج نبود. چوب بغلم به تری رسید. تری همه ی وسایل ورزشی از اتاقش پاک کرد. مادرم خیلی مراقب تری بود. غذاهای مورد علاقهشو می پخت. پیشونیشو نوازش می کرد. اما پدرم افسرده شد. دائم اخ می کرد. جامهای تری رو بغل می کرد و زار می زد. زیاد غذا می خورد. تمام تقصیرارم گردن من مینداخت. اینجوری حالش بهتر میشد. سر میز شام چنگالشو مثل صلیب یه جنگیر رو به صورتم تکون میداد و با نفرت نگام میکرد. چند وقت بعد هشت و نشر با رئیس زندانی که ساخته بود حواسشو پرت کرد. پدرم با رئیس زندان بیلیارد بازی میکرد. رئیس زندان پول زیادی سر بازیا به پدرم بدهکار بود. یک روز پدرم به جای طلبش از رئیس زندان پرونده زندانیا رو خواست. همان زندان شومی که خودش ساخته بود. ساخت زندان تنها دستاوردش بود. حق مسلمش بود. باید میدونه زندانیای زندان کیان. رئیس زندان هم فوتوکپی پرونده ها رو بهش داد. پدرم هر شب تاریخچه زندگی قاتلا، متجاوزا و دزدا رو میخوند. از تصور اینکه پشت میله های زندانی که خودش ساخته اسیرن لذت میبرد. اگر از من بپرسی باید بگم این آغاز پایان پدرم بود، هرچند سقوطی طولانی تر هنوز در انتظارش بود. تری برگشت مدرسه.
خیلی زود خودشو بالا کشید. وقتی لنگان لنگان راه میرفت، اساشو روی پای همکلاسیاش میذاشت. ناامیدی و دلسردی رذلش نکرده بود، وادارش کرده بود به یه جور واکنش، واکنش به ترحمی بی پایان. تری از ترحم بیزار بود، به جاش من عاشق ترحم بودم. دیو و برونو هر وقت از کنار تری رد می شدن چپ چپ نگاش می کردن، اما تری بهشون زل می زد. تری حتی چند بار تعقیبشون کرد. من هر روز می رفتم بالای درخت. بالای درخت مخفیگام شده بود. مردم هیچ وقت بالا سرشون رو نگاه نمی کنند. یه روز دیدم زیر پام ولوله است. همه اسم منو صدا می زدند. شاخه رو محکم بغل کردم. تو تمام تنم خورده چوب رفت. چی شده بود؟ برونو و دیو منو احضار کرده بودند. توافق کرده بودند تیکه تیکم کنند. نفهمیدم چی شد. روی شونه های جمعیت حرکت می کردم. عین یه قهرمان. وقتی رسیدیم مثل سگ پرتم کردن جلوی دیو و برونو. به نظرم داغ‌ترین نمایش شهر بود. دیو داد زد: مارتین، اگه کسی، هر کسی یه وقت به دست زد، کتک زد یا هل داد یا حتی چپ نگات کرد، میای به من میگی تا نابودش کنم، فهمیدی؟ من نفهمیدم، جمعیت هم نفهمید. جمعیت یهو ساکت شد. سعی کردم تعادلم رو حفظ کنم. به جماعت منگ شده نگاه کردم. با چشمام حریف می طلبیدم. همه نگاهشون از من می دوزیدن تا آخرین چشم. تری 8 ساله به خاطر برادر 12 سالش با شیاطین معامله کرده بود. همین نجاتم داد. تری منو موقعی پنهون شدن پشت سد آشغال دیده بود. تری رنج منو برای نامرئی بودن درک کرده بود. تری معامله‌ای سخت کرده بود. در ازای حمایت بچه های شرور از من شاگرد افتخاریشون شده بود. تری شاگرد افتخاری مدرسه تبهکاری شده بود. تازه با کاتر انگشتشو بریده بود و با خونش پیمان نامه رو مهر کرده بود. از اون روز دوقلوها هر روز عصر به تری راه و رسم دعوا یاد می دادن. دست و مال چیان برای تبدیل شدن به مشت، پاها برای چیان لکت زدن، کف پا صورت له کردن و الاخر. از نظر پسرای شرور بدن انسان یه اسلحه کامل بود. وقتی دعوا نمی کردن بیشرمانه دزدی می کردن. نامه های صندوق پست، خلال دندون های رستوران ها، نون، اگه نبود خمیرش، به هیچی رحم نمی کردن. تری هم حسابی وارد شده بود، فرستر شده بود، منم موقع دزدی کشیک می دادم. تو تمام اون مدت فشار عصبی زیادی به من وارد می شد، حال جسمیم بد شده بود، هر روز کارای وحشیانه بیشتری می کردن. دعواهاشون، دعواهای بچه مدرسه یا نبود، بی تفاوتیشون به خشونت باعث تعجبم می شد، به زخمای بازشون یه جوری نگاه می کردند، انگار عاشق به معشوقش نگاه می کرد، مسخره بود، واقعا مسخره بود. کارولین هم درکشون نمی کرد. از اینکه گذاشته بودم برادر کوچکم با جنایتکارا بگرده از دستم عصبانی بود. ناراحتی کارولین منو ناراحت می کرد. من تنها چیزی که می خواستم توجه کارولین بود. دوقلوها ازم متنفر بودند. من همیشه کتاب می خوندم و تو کتاب خونه ها می لولیدم. دوقلوها فکر می کردم من دیوونم. می بینی ترانزیسی ها یعنی همین؟ چند وقتی بود که گروه جنایتکار بی هدف شده بود. تو افسردگی غرق شده بودند. خودشون نمی فهمیدن چرا، اما من می دونستم گروهشون دچار روزمرگی شده بود. یه روز گاراژ پدرم رو زیر رو کردم. من چیزی پیدا کردم که کلید آزادی برادرم از زندگی پر از ملال و دلزدگیش بود. من پرونده زندانیا رو پیدا کرده بودم. از گروه تبهکارا پرسیدم میدونید چرا حوصله‌تون سر رفته؟ دیو داد زد: این حرفم میزنه؟ برونو گفت: خفه شو. دیو گفت: بنال ببینم حمال، بهمون بگو چرا حوصله‌مون سر رفته. گفتم: چون شما چیزی یاد نمیگیرین. سکوت کردن. سکوتشون به این جرأت داد تا بقیه حرفامو بزنم.
گفتم شما رسیدین ته. هر روز یه سری کار رو تکرار میکنین. باید چیزای تازه یاد بگیرین. شما به یه استاد احتیاج دارین. دیو پرسید باید از کجا استاد بیاریم؟ گفتم من میدونم. پرونده تموم زندونیا رو خونده بودم. بدترینش رو انتخاب کردم. اسم زندانی هری وست بود. محکومیتش حبس ابد بود. هری هر جنایتی که فکرشو بکنی انجام داده بود. پرونده هری رو جلوم گذاشتم. دو قلوها سابقه دار بودن. تصمیم گرفتیم من و تری بریم ملاقات هری وست. قرار ملاقات ما با هری وست گذاشته شد. وارد اتاق زندان شدیم و منتظر هری نشستیم. هزار بار به ذهن دهن لقم فحش دادم. به تری گفتم بیا برگردیم. قبل از اینکه تری حرفی بزنه هری وارد شد. هری هم مثل تری بدجوری لنگ میزد. هری سرخوش پرسید خب بچه ها با من چی کار دارین؟ تری کل قضیه رو براش تعریف کرد. من گفتم اعضای باند کم سن و سالن، بی تجربه‌ان، دنبال استاد میگردن. هری فکر کرد و خالکو بیشو خاروند. هری گفت بعدم نمیاد براتون یه کاری کنم. مرکی گفته جوونا ابتکار ندارن، غلط زیادی کرده. شما بچه ها امید و به من برگردوندین. 10 ساله یه عالم آدم اومدن اینجا. هیچکی از من راهنمایی نخواسته. یه مش آدم موفخور که فقط لقمه جویده میخوان. ببینم شما تفنگ دارین؟ تری به نشانه نه سر تکون داد. هری مأموریت اول رو به ما داد. داشتن تفنگ. مأموریت دوم داشتن یه مخفیگاه تو شهر بود. نصیحت کرد همیشه گمنام باشیم، هیچ کی ما رو نشناسه. هری تأکید کرد باید پنهانی هر کاری رو انجام بدیم. هری معتقد بود وقتی وارد عرصه خلافکاری میشی باید همیشه مراقب اطرافت باشی. دشمن همه جا کمین کرده، باید همیشه پشتت به دیوار باشه. نباید بذاری احدی پشتت را بره. سلمونی هم میری باید مجبورش کنی از جلو موهاتو اصلاح کنه. هری حس ششم قوی داشت. مشکلات روانی هم باعث شده بود باهوشتر شه. هر چیزیو قبل از اینکه اتفاق بیفته حس میکرد. نصیحت ها و حرفای تری تمومی نداشت. همینطور یه بند حرف می زد. زور زدم از جام بلند شم. چرا جای مدرسه رفتن داشتیم با این دیوونه حرف می زدیم؟ هری عقاید احمقانه داشت. راجع به شخصی حرف می زد که مدعی بود فقط خودش می شناسدش. وقتی گفتم منم می شناسمش تعجب کرد. هری به من گفت چند سالته؟ 14. یه پسر با سواد 14 ساله، چه جالب. این چیزیه که طبقه تبهکاری لازم داره، یکم شعور یکم سواد. گفتم من فقط همراهم. خلافکاری مربوط به تری میشه. وای چه حیف. نگهبان از راه رو داد زد وقت تموم شد. هری گفت خیلی خوب بچه ها، شنیدین چی گفتم؟ بزنیم به چاک ولی برگردین، خیلی چیزا دارم بهتون بگم. وقتی ما رو از اتاق می بردن بیرون هری هنوز حرف می زد. به نظر برونو و دیو توصیه های هری مسخره بود. تنها قسمت جذابش داشتن اسلحه بود. برای همین دو قلوها افتادن دنبال پیدا کردن اسلحه. فکر کردن به عواقب این کار تنم و می لرسوند. هرچند می دونستم تری آدم بیرحمی نیست، فقط کله خره. البته تری برای سلامت جسمیش ارزش قائل نبود. تری این بی تفاوتی رو تا بدن دیگران هم ادامه میداد. تری ماهی یک بار میرفت ملاقات هری. از منم میخواست همراش برم، اما از نظر من هری دیوونه خطرناکی بود. من با تری نمیرفتم. من بدون مزخرفات هری هم میتونستم اموراتمو بگذرونم. با این حال حدود 6 ماه بعد رفتم ملاقات هری، اما بدون تری. چرا؟ چون هری خواسته بود. تری خیلی التماس کرد برم. منم بیمیل رفتم. هری روبروم نشست و شروع کرد به روانکاوی. تا تونست ضعف‌ها و قدرت‌هام رو بروم آورد. نمیدونستم چرا داره این حرفا رو میزنه. هری ازم پرسید تو از آدم خوشت نمیاد مگه نه؟ گفتم بد نیستن. چرا بد نیستن؟ چون فکر میکنم بدون فکر کردن تصمیم میگیرن. بیشتر برام بگو. من همه ی عقایدم رو برای هری گفتم. هری تو چشام نگاه کرد و گفت میدونی داری چی کار میکنی؟ نه.
داری فلسفه بافی میکنی، تو یه فیلسوفی. داد زدم نه نیستم. پس چرا اینقدر چرا میگی؟ نمیدونم. اتفاقا میدونی، به هم بگو چرا. خب یادم از یه زمانی برای هر چیزی سوال میکردم، چرا شیر سفیده، چرا باید سر شب بخوابم، چرا چرا چرا. بعدم فهمیدم کورکورانه از دستورات زنی رو اجرا میکنم که خودش هم کورکورانه یه چیز دیگر رو اجرا میکنه. اون وقت فکر میکردم شاید همه چی نباید اینطوری باشه، شاید میتونه یه جور دیگه باشه. هری درکم میکرد و این خبر بدی بود. اشک تو چشام جمع شد. تو همون لحظه به چرای وجود اشک فکر کردم. چرا ما نمیتونیم اشکامونو پنهان کنیم؟ فایدهش چیه؟ ایجاد همدلی؟ تحقیر شدن؟ لعنتی! هری پرسید میدونی باید چی کار کنی؟ چی کار؟ خودتو خلاص کن. نگهبان داد زد وقت تمام شد. من و هری به هم زل زدیم. هری گفت خودکشی؟ بهترین کار برای تو خودکشیه. از صخره‌های این اطراف خودتو پرت کن پایین. بی خودی هم وقت تو بابت نوشتن یادداشت تلف نکن. سرم حرکت کرد. حرکت سرم جزئی بود، مشخص نشد در تایید بود یا در تکذیب. هری از کنارم رد شد، نگام کرد و گفت خب فکر کنم یه جور خداحافظیه. من به بالاترین صخره شهر رفتم. صعود سخت بود اما سقوط به نظرم راحت می اومد. سوسکا تو خاک می لولیدند. سوسکا به تنها چیزی که فکر نمی کردن مرگ بود. یاد کارولین افتادم، دلم ریخت، تمام مفاصلم قفل شد. فکر وحشتناکی به سرم زد. اگه مرگ همون تنهایی باشه چی؟ تنهایی واقعا بیرحمه. مرگ یه جای ابدی، امکان ارتباط نداره. من نمیدونم مرگ چیه. پشیمان شدم و برگشتم پیش هری. هری از دیدنم تعجب نکرد. هری گفت ناامیدی ته نداره. تو هیچ وقت به ته ناامیدی نمیرسی. برای همین هیچ وقت خودکشی نمی کنی. اگه به جاودانگی باور داشته باشی میتونی خودتو خلاص کنی. ببین مارتی، تو اونقدر امکانات نداری که بتونی درست زندگی کنی. نمیتونی به مرگم راضی شی. حالا میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم، من فقط 14 سالمه. هری میخواست من یه کار مهم انجام بدم، یه چیزی خلق کنم. برای این کار باید فکر میکردم، ایده لازم داشتم. تو خیابون قدم میزدم و فکر میکردم. دلم میخواست از یه جاده فرعی رد شم که دو طرفش درختای سبز باشه. دوست داشتم از طبیعت الهام بگیرم. راه رفتم و راه رفتم و راه رفتم تا بالاخره فهمیدم. با تمام وجود سمت خونه دویدم. فکر من ساختن جعبه پیشنهادات بود. جعبه پیشنهاداتو به سختی ساختم. حالا باید یه جایی میذاشتمش تا همه ببینن. فکر کردم بذارمش وسط شهر نزدیک شهرداری. باید شهردار به عنوان اولین نفر حضور رسمی این جعبه رو اعلام میکرده. جعبه رو به نرده های شهرداری جوش زدم. کلید جعبه رو داخل پاکت گذاشتم و یه یادداشتم نوشتم. تو یادداشت به اهمیت و فواید این جعبه برای شهر اشاره کردم. پاکتم انداختم تو خونه شهردار. خودم به عنوان اولین نفر 4 تا پیشنهاد نوشتم. به نظرم راه حل هر 4 تا پیشنهاد یه چیز بود: عوض شدن دیدگاه مردم شهر. اما چطوری؟ پیشنهاد دادم بالای تپه‌های سیدنی رصدخونه بزنن. هیچ توضیحی هم ندادم چجوری باید این کارو بکنن. فقط پایین یاد داشتم نقل قولی از بزرگان نوشتم: همه ما در منجلاب این دنیا هستیم، ولی برخی از ما چشم به ستارگان دوختند. پیشنهادمو با رضایت کامل تو جعبه انداختم. خیلی زود جعبه پیشنهاد نقل محافل شهر شد. شهردار نشستی برگزار کرد و تمام پیشنهادات رو با افتخار خوند. هیچ کس نمی دونست نصب جعبه کار کی بوده. هیچ کس به من شک نمی کرد. از اون جایی که سالها تو اغما بودم هنوزم فکر می کردن من خوابم. شهردار به شدت عاشق صندوق پیشنهادات شده بود. شورا با تمام پیشنهادات موافقت کرد. عجیب بود. انتظار نداشتم با پیشنهاد رصدخونه موافقت بشه. اما کم کم پیشنهادات غیر قابل اجرایی شدند.
مسائل شهری حوصله مردم رو سر برد. مردم علیه هم شدند. تمام پیشنهادات درباره نحوه زندگی و نوع رفتار مردم شده بود. مثلا خانم فلانی نباید اینجوری رفتار کنه، انگار دماغ فیل افتاده یا چیزای شبیه. همه چی خیلی زود تغییر کرد. شهردار مریض شد و معاونش جیم بروک جایگزینش شد. جیم پیر و تلخ و بدجنس بود. جیم مسخره ترین پیشنهادات رو با لحن معصومانه ای میخوند. میتونستی لبخندش رو بشنوی حتی اگه نمیدیدی. جلسه ها یواش یواش وحشتناک میشد. پیشنهادات تبدیل شده بود به تهدید. مردم با ترس و تردید تو خیابون به هم نگاه میکردند و من خیلی عصبانی بودم. در عرض فقط چند ماه جعبه پیشنهادات من شهرمون رو به یکی از بدترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود. گلوهای شرور 16 سالشون شده بود. دو گلوها به عنوان هدیه جشن تولد مدرسه رو ول کردن و دنبال اسلحه رفتن. منم بالاخره خودم رو از دار و دستشون خلاص کردم، اما سود همراهی باهاشون برام موند. بچه های مدرسه دیگه کاری به کارم نداشتن. بدون ترس میخوابیدم. حالا ذهنم آزاد شده بود. تا وقتی وحشت از زندگیت نرفته نمیفهمی ترس چقدر ازت زمان میبره. گاهی وقتم رو با کارولین میگذروندم. کارولین هم اهل کتاب خوندن بود. دیوونه زندگی شخصیت ها بود. مثلا شخصیت های مهم چطوری غذا میخورن، چی میپوشیدن، چی دوست دارن یا به کجاها سفر میکنن. کارولین قد من از محیط اطرافش جدا نبود. چیزای قشنگ رو می دید که به نظر من اصلاً قشنگ نبود. هر چیز کوچیکی خوشحالش می کرد و جیب می زد. ولی زمانی که با من بود آدم دیگه ای می شد. من فهمیدم کارولین هم نقاب داره، یه نقاب شیرین از جنس تاروپود وجود خودش، یه نقاب خوب، یه دروغ راست. یه روز صبح رفتم دم خونه کارولین. تری با شیطنت به پنجره اتاق کارولین سنگ میزد. کارولین هم داد میزد: تری بس کن. گفتم: اینجا چه خبره؟ تری گفت: یکم صبر کن، میخوام چند تا سنگ دیگه پرت کنم. ولش کن، کارولین دوستمه. تری توف کرد و گفت: نه بابا. بعد سنگو انداخ رو زمین و راشو کشید و رفت. سر در نیاوردم. تری چرا باید از کارولین بدش می اومد؟ اما خیلی هم به این موضوع فکر نکردم. تو همین گیرودار رفتم دیدن هری. هری از جعبه پیشنهادات خبر داشت. بهم نگاه کرد، گفت: نظاری نابودت کنه مارتی، هیچی مثل احساس گناه آدمو نمیخوره. گفتم: برای چی نابودم کنه؟ هری شونه بالا انداخت. درست بود. هری درست میگفت. جعبه پیشنهادات جهت سرنوشت خانوادم رو به سمت شومی برد. وقتی اسم تری برای اولین بار از جعبه بیرون اومد، همه ی بدبختیام شروع شد. اول همه چی در حد تذکر بود. تذکر برای درست کردن تربیت تری. درباره این که تری باید با دوستای بهتری معاشرت کنه. فردای همون روز پدر اومد مدرسه. پدر بازی بچه ها رو نگاه کرد و چیزایی هم یاد داشت کرد. هفته بعد پدر یه فهرست از بچه هایی که مناسب دوستی با من و تری بودن داد دستمون. تری برای راضی کردن پدر یه مدتی به بچه ها دستور داد کنارش باشن. اما رفت آمد تری با دو قلوها از چشم مردم دور نبود. بنابراین پیشنهاد جدیدی مطرح شد. تو پیشنهاد دوم از پدر و مادرم خواسته بودن به تری آموزش‌های مذهبی بدن. پدر هم البته چاره‌ای جز اطاعت نداشت. هر بار که در جعبه باز می‌شد، پدرم به مخترع جعبه فحش می‌داد. مادرم شبا که تری می‌خوابید، بالای سرش می‌رفت و آروم زیر گوشش زمزمه می‌کرد: دوستت دارم. مادر می‌ترسید. یه احساس مادرانه از آینده می‌ترسوندش. کم کم اولویت مردم شهر تربیت تری شده بود.
تریدین یه زمانی سرچشمی غرورشون بود، حالا سمبل سرفکندگیشون. یه روز عصر دو گلوها سوار جیپ دزدی اومدن دم خونه ما. تو جیپ پر پول بود. دیو داد زد: تری بیا، مادرم از این خراب شده میریم. تری گفت: من نمیام. دو گلوها گفتن: به خاطر دختره اینجا و نسا، خودت هم میدونی بهت محل نمیگذاره. تری جوابشون نداد، دو گلوهام رفتن. من ناپدید شدنشون رو تماشا میکردم. چطور؟ آدم ها بعد این که باعث رنجت میشن راحت راشونو میکشن و میرن. از تری پرسیدم: کی محلت نمیذاره؟ گفت: هیچکس. جلسه بعدی شورای شهر دوشنبه بود. همه ترسیده بودیم. میدونستیم سروش غیبی پیشنهاد دیگه‌ای برای تریدین داره. تری تو خونه موند. من با پدر و مادرم رفتیم جلسه. هر سه تامون به پیشنهادا گوش کردیم. مسئله تری رو انداخته بودند آخر. بالاخره نوبت تری شد. پیشنهاد سوم، فرستادن تری به تیمارستان. تندی از سالن اومدم بیرون، به سمت خونه دویدم. تری رو تخت دراز کشیده بود. داد زدم: باید از اینجا بری، دارم میان ببرن تیمارستان. تری با آرامش نگام کرد و گفت: کارولینم تو شورا بود؟ آره بود، ولی... صدای قدم های کسی اومد. کارولین دوید تو. کارولین گفت: باید از اینجا بری. تری با چشمای براق به کارولین نگاه کرد. هر دوتاشون به هم خیره شدن. جا خوردم. یعنی کارولین و تری از هم خوششون میاد؟ که این اتفاق افتاده بود؟ باز با اشکام جنگیدم. احساس میکردم همه بارونهای دنیا خیزم کردن. کلاف سرفه میکردم. کسی نگام نمیکرد. انگار نه انگار اونجا بودم. تری آهسته به کارولین گفت: بیا با هم بریم. با ترس به کارولین نگاه کردم. کارولین گفت: من نمیتونم بیام، ولی بهت سر میزنم. داد زدم: زود باش. اما دیگه دیر شده بود. آدم های زیادی اومده بودن تو اتاق. آدم ها تری رو با خودشون بردن. صورت تری تو مهتاب میدرخشید. کارولین عشق نمیریخت. من مثل دیوونه ها سر پدر و مادرم داد میزدم. پدر و مادرم ناامید یه گوشه تو خودشون مچاله شده بودن. عربده کشیدم: چرا میذاریم ببرنش؟ پدرم مثل سگ وحشت زده جمع شده بود. پدرم نگام کرد و گفت: به نفعشه. تری متعادل نیست، بذار ببرنش، میدونن چی کار کنن خوب شه. به پدرم که برگه ی رضایت رو امضا میکرد التماس کردم. گفتم: تری به خوب شدن احتیاج نداره، تری خوب شده، تری فقط عاشقه. هیچ کس به حرفم گوش نکرد. تری رو کشون کشون با خودشون بردن. فکر کردم چرا میل آدم ها به بردگی قابل باور نیست. خدایا بعضی وقتا آدم ها چنان آزادیشون رو پرت میکنن کنار، انگار داغه، دستشون رو میسوزونه. با رفتن تری خونه ما ماتمکده تاریکی شده بود. پدرم یه هفته بعد سر عقل اومد، اما فایده‌ای نداشت. پدر فهمید پسرشو تو کلافی از نوار چسب سرخ از دست داده. پدرم قفل کرد، بنابراین شروع کرد به نوشیدن و تبدیل شد به یه پدر الکلی. پدرم مادرم رو کتک می‌زد. مادرم هم نقش زن کتک خور رو خوب بازی می‌کرد. هیچ کدوم توان خارج شدن از نقششون رو نداشتن. مادرم هم درست عین پدرم بین جنون و غم در نوسان بود. مادرم بیش از حد به من توجه می کرد. هر بار تو پله ها از کنارش رد می شدم محکم بغلم می کرد. هر بار می خواستم از خونه برم بیرون دکمه های کتم رو تا بالا می بست. حتی یه دکمه اضافه هم بالای کتم دوخت تا لب پایینم سرما نخوره. مادر هر روز می رفت شهر تا تری رو ببینه. هر دفعه هم می گفت حال تری بهتر شده. خیلی زود فهمیدم هرچی می گه دروغ می گه. به هر سختی بود رفتم ملاقات تری. تری رنگ برو نداشت. یه روپوش سفید تنش کرده بودن.
روپوشی که زیپ نداشت، روپوشی که دکمه نداشت، روپوشی که میگفت این آدم نامتعادله، لیاقت نداره دکمه و زیپ داشته باشه. تری از برق و شوک درمانیاش برام گفت. فهمیدم تری داره نابود میشه. تری گفت مامان چرا به دیدنش نمیاد؟ همیشه فکر میکرده مامان خیلی خوبه. وقتی برگشتم خونه مادرم تو حیات بود. کفششو در آورده بود، انگشتاشو تو گل خیس میکرد. پرسیدم هر روز کجا میری مامان؟ ملاقات تری. من امروز تریو دیدم. باش، نباید هیچی به بابات بگی. چیو؟ من هر روز میرم بیمارستان. چرا میری؟ فکر کنم منم مثل مامانم شدم، منم یه چیزی دارم. چی؟ سرطان. لحظه وحشتناکی بود. به پدرم که در حال نوشیدن بود نگاه کردم. پدر آروم به هم نزدیک شد و چیزی تو گوشم زمزمه کرد. مادرم گفت منو با این تنها نذار. مبهوت به مادر نگاه کردم. مادر گفت بهم قول میدی؟ گفتم قول میدم. تا این قول رو دادم پشیمون شدم. این یه انتخاب اخلاقی نبود، یه جور واکنش اخلاقی بود. مادرم بود، نمیخواستم همین جوری ولش کنم. بنابراین تصمیم گرفتم تا آخرین لحظه های نفسهاش کنارش بمونم. کارولین مدام راجع به تری حرف میزد. هر بار اسم تری رو میاورد حالم بد میشد. وضعیت بدی بود. من کارولینو برای خودم میخواستم، اما سعادت و سلامتی برادرم هم میخواستم، ولی راستش از همه بیشتر کارولین رو برای خودم میخواستم. به کارولین گفتم چرا از تری نمیخوای بین تو و جنایتاش یکی رو انتخاب کنه؟ با خودم فکر کردم عشق قدرتمند، قبول، اما اعتیاد به بزهکاریم همینطور. دوراهی بدی برای تری بود. مطمئن نبودم من برندشم. من سر راه سختی وایساده بودم. لیونل، پدر کارولین، یه جورایی با خانواده ما همراه شده بود. برای بیرون آوردن تری هر کاری میکرد. یه بار روانشناسی رو برای تری فرستاد. روانشناس بعدش اومد خونه ما. روانشناس گفت بابت بزرگ کردن بچهی به این راستگویی بهتون تبریک میگم. پدرم پرسید پس دیوونه نیست؟ حرفمو اشتباه برداشت نکنید. پسرتون یه دیوونه کامله. یه دیوونه کامله راستگو. روانشناس دو تا دلیل برای دیوونه بودن تری کشف کرده بود. اولیش من بودم، دومیشم من بودم. 4 سال هم اتاقی با مرده‌ای که فقط نفس می‌کشید بهش حس وحشت داده بود. دومی آسیبی بود که دیده، آسیبی که باعث شد دیگه نتونه ورزش کنه. همه ساکت به حرفای دکتر گوش می‌دادیم. من می‌دونستم نه دکتر، نه کشیش، نه حتی پدر و مادرم نمی‌تونن تری رو خوب کنن. فقط کارولین می‌تونه تری رو تغییر بده. تنها امید تری عشق بود. ساخت رصدخونه تموم شده بود. مردم تک تک بالای تپه می رفتن و با هیجان ستاره ها رو نگاه می کردن. با دیدن ستاره ها دیدگاه مردم فرق کرده بود. هر آدمی یه تصمیم جدید و جدی برای زندگیش می گرفت. یه شب وقتی از رصدخونه می آمدم پایین، دنبال فکر جدیدی می گشتم. بانک ایده هم خالی شده بود. یه دفعه یه نفر گفت مارتی. هری جلوم ظاهر شد. لباس جین زندان تنش بود. حتما از زندان فرار کرده بود. هری میخواست یه تعاونی تبهکاری راه بندازه. همون تعاونی که همیشه آرزوشو داشت. از منم خواست باش برم. من گفتم به مادرم قول دادم پیشش بمونم. هری هاج و واج نگام کرد و گفت نمیتونم منصرفت کنم، درسته؟ گفتم نه. هری هم بدون اینکه از تری سراغی بگیره رفت. یه هفته بعد مادرم خبر داد تری داره میاد خونه. تری برگشت خونه. وقتی وارد خونه شد جا خوردم. خیلی سرحال بود. مادر رو بغل کرد و دور تا دور خونه چرخوند. مادرم از وحشت جیغ میزد.
بعد نهار من و تری از خونه زدیم بیرون. تری با عصبانیت به آدمای شهر نگاه میکرد. برای تری داستان فرار هری رو تعریف کردم. تری پرسید کارولین رو نمیبینی؟ گفتم گاهی. تری گفت کارولین برام یه نامه فرستاده. دلم میخواست بدونم کارولین چجوری ابراز عشق کرده، حتی اگه عشقش متعلق به من نباشه. گفتم خب خلاصه یه نامشو بگو. تری گفت میگی یا من یا جرم و جنایت. گفتم تو حاضری همچین کاری بکنی؟ تری گفت گمونه. احساس کردم آب رفتم. لعنتی، فکر نمی‌کردم قبول کنه. تری گفت فقط یه کار غیر قانونی کوچیک مونده. تو دل خودم گفتم فقط یه چیز کوچیک مونده. همشون همینو میگن، فقط یکی مونده، بعد میرن سراغ بعدی. به خودشون که میان مثل گوله برفی شدن که از تپه قل میخوره و میاد پایین. گفتم مختاری. نمیخواستم تشویقش کنم بره سراغ خلاف، اما قصدم نداشتم جلوشو بگیرم. تری گفت شایدم نبود بکنم. گفتم شاید. تری گفت ولی واقعا دلم میخواد انجامش بدم. جملاتمو با دقت انتخاب کردم. گفتم خب میدونی بعضی وقتا آدما باید یه کارایی بکنن تا کارایی که نباید بکنن از وجودشون بره بیرون. تری غرق فکر گفت آره. تری اجش بلند شد و علفای روی شلوارشو تکوند. یمونم وقت میکشت. انگار میخواست جلوشو بگیرم ولی نگرفتم. خیانت همیشه کلاهای رنگا رنگی سرش میگذاره. چند ساعت بعد صدای انفجار شنیدم. به سمت دود دویدم. من تنها نبودم. تمام مردم شهر جمع شده بودند. جعبه پیشنهادات دیگه نبود. تیکه تیکه شده بود. یه آمبولانس اومد. نه برای جعبه ای از هم پاشیده. برای مردی که چشماش از هم پاشیده شده بود. اول فکر کردم مرده، چون خون کل صورتشو گرفته بود، ولی نمرده بود، کور شده بود. وقتی تو جعبه پیشنهاد مینداخته، جعبه تو صورتش منفجر میشه. مردی که کور شده بود لایونل بود، دوست ما، پدر کارولین. تری تو جوب نشسته بود، سرشو لای پاهاش گرفته بود، از کاری که کرده بود شرمسار بود. لایونل پخش پیاده رو بود. کارولین بالا سرش داد میکشید. دیدن این صحنه حس غریبی داشت. دود هنوز تو هوا معلق بود. هوا بوی شب آتش بازی رو میداد. 5 روز بعد تری به 3 سال حبس محکوم شد. وقتی تری رو میبردن زندان به من چشمک زد. بعد رفت. به همین سادگی. بعد از زندانی شدن تری باید کاری میکردم، اما چه کاری؟ باید کسی میشدم، اما چه کسی؟ نمیخواستم حماقت آدمای اطرافمو تقلید کنم، بنابراین تصمیم گرفتم مدرسه نرم. پدر و مادرم نسبت به ول کردن مدرسم بی تفاوت بودن و من دلم توجهشون رو میخواست. ماها ناله کنان گذشت. ماها تبدیل به سالها شدند. من همینطور ول میگشتم. از بیفایدگی زندگیم کم کم داشتم دیوانه میشدم. درآمدی نداشتم، فقیرانه زندگی میکردم. سیگارای نصفه پیدا میکردم و مثل احمقا به مردم شهر ظلم میزدم. تو خیابون میخوابیدم، زیر بارون میخوابیدم، بعضی وقتام تو اتاق خودم میخوابیدم. نه مهمونی، نه دعوتی، نه معاشرتی. فهمیدم کنارگیری کار آسونیه، عقب نشینی راحته، پنهون شدن خیلی خوبه. وقتی از دنیا کنار میکشی، دنیا به همون اندازه از تو کنار میکشه. تو تمام این 3 سال برام هیچ اتفاقی نیفتاد. اون روزا سر و وضع غریبی داشتم. دیوونه بی خانمان شهر شده بودم. اما من هنوز خونه داشتم. بنابراین تا تونستم کتابای فلسفه رو خوندم. به نظر من فلسفه جدال بی اهمیت درباره چیزایی که نمیتونی بفهمی. یه وقتایی برای لایونل کتاب میخوندم، با کارولینم حرف میزدم. کارولین تصمیم گرفته بود تری رو فراموش کنه.
اینقدر درباره فراموش کردنش حرف میزد که معلوم بود فقط تری تو ذهنشه. چند روز بعد لایونل گفت کارولین رفته. فکر کردم منتظر باشم تا کارولین برگرده، اما بعید بود. کارولین هیچ وقت بر نمیگشت. همیشه میدونستم یه روزی میره، حالا همون روز رسیده بود. چند ماه بعد از جاهای مختلف کارولین برام نامه میفرستاد، آخریش از پاریس بود. برای ملاقات تری به زندان نوجوانان خارج از شهر رفتم. زیر چشمای تری کبود بود، تونتون حرف میزد، به جعبه پیشنهادات بد و بیراه میگفت. تری میگفت با انفجار جعبه پیشنهادات رابطش رو با جامعه خراب نکرده، رابطش رو با جامعه منفجر کرده. تری برای نقشه های جدیدش موافقت منو میخواست. با التماس گفتم سرتو بنداز پایین درستو بخون. گفت دارم درس میخونم، اینجا خیلی چیزا بهم یاد میدن. از زندان نوجوانان اومدم بیرون، به قانون بد و بیراه گفتم. قانون بی نقص نیست، قانون مشکلات بزرگی داره. به نظرم قانون از طریق زندان جنایتکارا رو به هم وصل میکنه. مادرم هم بالاخره خبر مریض بودنشو به پدرم گفت. پدرم مهربون شده بود، دیگه مادرمو کتک نمیزد، در عوض خودشو با سم حشرات مشغول کرده بود. پدرم با دستای سمی مادرمو دنبال میکرد، مادرم هم جیغ میکشید. تو خونه ما مادرم هر روز آب میرفت و پدرم ناقل سموم کشنده بود. تریم از تیمارستان به زندان منتقل شده بود، جایی که خیلی مسموم. تری از زندان آزاد شد، منتظر بودیم برگرده خونه اما نیومد. به آدرسی که پشت تلفن برام خونده بود رفتم. 4 ساعت طول کشید تا به آدرس برسم. آدرس تو محله آرومی بود. جلوی خونه تری یه زن وایساده بود. زن موهاشو بیگودی پیچیده بود و لباس صورتی تنش کرده بود. زن باغچه خونه تری رو آب میداد. با خودم گفتم نکنه این خانواده تری رو به فرزند خوندگی قبول کرده باشن. با دودلی به زن گفتم من مارتین دینم. یه دفعه لبخند مهربون زن محو شد. با دست اشاره کرد همراش برم. وقتی داشتیم توی راهروی تاریک میرفتیم، زن بیگودی و مو رو یک جا کند. کلاگیز سرش بود. موهای خودش رنگ سرخ آتیش بود. دیوارای راه رو با گلوله سوراخ سوراخ شده بود. رفتیم تو حیاط پشتی. تری رو منقل سوسیس کباب میکرد. تا منو دید داد زد مارتین! تری اومد طرفم و بغلم کرد. خیلی غبراق بود. به بدن عضلانیش نگاه کردم. تری پیراهنشو در آورد. چنان جا خوردم که سرم گیج رفت. چه بلایی سر بدنش آورده بود؟ از شیر مرغ تا جون آدمی سر رو بدنش نقاشی شده بود. تمام حیوانای استرالیا رو کشیده بود. انگار جنون خالکوبی گرفته بود. هیچ وقت نمیدونستم برادرم تا این حد وطن پرست بوده. یاد گرفته بود بدنش رو یه جوری تکون بده که حیوانا رو زنده کنه. با درهم شدن رنگا سرم گیج میرفت. تری سر حال گفت حدس بزن که اینجاست. تا خواستم حرف بزنم هری از پنجره سرش رو آورد بیرون. هری گفت سلام مارتین، ما داریم رش میندازیم. چیو؟ تعاونی دموکراتیک تبهکاریو. به تری گفتم بسه، از خلاف دست بکش. تری سنگین و سخت نگام کرد. به هم فهمون فکر خودم باشم. راست میگفت، من نابود شده بودم. تری پرسید مامان حالش چطوره؟ به دروغ گفتم خوبه. تری پرسید تا کی میخوای خونه بابا مامان بمونی؟ حرف وحشتناکی بود. انتظار برای مرگ مادر دردناک بود. برای همین جوابشو ندادم. همه چیز تعاونی تبهکاری دموکراتیک درست و دقیق بود الا هری. پارانویای هری شدیدتر شده بود. کسی نمیتونست بره پشتش. تو فضای باز مثل فرفره دور خودش میچرخید. مدام بوی توطئه احساس میکرد. کم کم اعصاب بقیه رو به هم میریخت. از طرفی هری میدونست تری دوست داره شناخته شه، مشهور شه. این موضوع رو هری فهمیده بود و بوی فاجعه میومد. یه روز صبح روزنامه ها تیتر زدند تیم ملی کریکت تقلب کرده. تیم ملی کریکت پول گرفته. تیم ملی کریکت در ازای پول میخواد بد بازی کنه. خبر بزرگ بود. عمق وجود خیلی ها رو تکون داد. داد و بیداد راه افتاد.
ولی من درگیر بدبختی های خودم بودم. رسوایی ورزشی برام اهمیتی نداشت. مادرم داشت میمرد، پدرم توی بطری غرق میشد، برادرم به سمت قله تبهکاری میرفت. این خبرها منو تکون نمیداد. شنبه اومد. من و تری با هم قرار داشتیم. قرار ما تو ورزشگاه کریکت بود، بازی بین استرالیا و پاکستان. با رسوایی پیش اومده همه منتظر لغو بازی بودند، اما بازی لغو نشد. بازی سر موعد انجام شد. بازیکن ها وارد زمین شدن، جمعیت بلند شد. من عاشق هو کردنم، کیه که نیست. تری ساکت بود. یه عده به سمت داور حمله کردند، یه نفر سوت زد و بازی متوقف شد. تری گفت بریم. نفهمیدم چی شد. یهو تری به سمت زمین بازی رفت. تو جنون جمعیت تریو گم کردم. صدای فریاد بلندتر شد. تری تفنگش رو سمت کاپیتان گرفته بود. صورت تری شفاف شده بود. جماعت بهت زده نگاه میکردند. میخواستم فرار کنند اما کنجکاویشون نمیذاشت. پلیس نزدیک زمین شد. تری شلیک کرد. نمیدونم چطوری از زمین بازی اومدم بیرون، اما تو آخرین لحظات جملات تری رو یادم هست. حتی جمله آخرشم شنیدم. به کاپیتان گفت ببینم تو مردنم میتونی تقلب کنی؟ و دیگه هیچی یادم نیست. این اتفاق بزرگترین خبر استرالیا شد. پوشش خبری این اتفاق خیلی زیاد بود. عکس خوبی هم از تری گرفته بودند. تو دستش اسلحه بود، لبخند زده بود و چشماش براق بود. این شروع حقیقی بدنامی تری بود. تری دیگه نمیتونست برگرده خونه و این موضوع آخر سر مادرم رو کشت. یه روز 4 صبح از خواب بلند شدم. مادرم لبه تختم نشسته بود. گفت تری عمزاد داره. مادر اینو گفت و از اتاق بیرون رفت. حالا تری کجا بود؟ پیش هری. تصمیم گرفتم برم دنبالش. اما خبر وحشتناک دو قتل دیگه رسید. قتل دلال‌هایی که تو رسوایی ورزشی مقصر بودند، یعنی قتل دو متقلب دیگه. مردم به تری مأمور خودجوش قانون میگفتند. تحقیقات فساد ورزشی دست 3 نفر دیگر رو رو کرد. پلیس برای همه‌شون محافظ 24 ساعته گذاشته بود. تری سراغ مفسدای دیگه ورزشی هم رفت. برای تری بازی ها فرق نمی کرد. به نظر تری متقلب تو هر جایی متقلب بود. تک تک مفسدای ورزشی می مردند. تری به تبلیغ داروهای نیروزا هم رحم نمی کرد. به این ترتیب آخرین قانون هریو شکسته بود. تری ناشناس نبود. پدر و مادرم با این وضع کنار اومده بودند، منتها به شیوه خودشون. مادرم تئوری همزاد تری رو باور داشت و پدرم تو همه ی گندکاریاش دنبال نکات مثبتش بود. من به تری حسودیم میشد. تری شغلشو پیدا کرده بود. مهم نیست چه شغلی، راهشو پیدا کرده بود. تا اینکه یه روز کارولین برگشت، درست زمانی که همه چیز به هم ریخته بود. کارولینو دیدم، خوب نگاش کردم. بزرگ شده بود اما انگار یه چیزی رو دیگه نداشت، چیزی مثل نور یا گرما. کارولین گفت من اومدم دنبال بابام، میخوام با خودم ببرمش. گفتم کجا؟ گفت پاریس. با چوب توی دستم اسم جفتمون رو روی خاک نوشتم، مارتین و کارولین. کارولین با نگرانی ازم پرسید از تری خبر داری؟ گفتم نه. کارولین گفت آخر سر خودشو میکشه. گفتم بعید نیست. کارولین گفت ولی داره کار مهمی میکنه. گفتم ولی قاتله. کارولین گفت به کارش باور داره. گفتم متجاوزان به یه چیزی باور دارن، کودک آزاران به یه چیزی باور دارن، هیتلرم به یه چیزی باور داشت. باور داشتن کاری نداره، همه به یه چیزی باور دارن. گفت تو نداری؟ نه من ندارم. تو خاک یه قلب دور اسمامون کشیدم. کارولین گفت اگه از تری خبری بشه به منم میگی؟ فوراً اسممونو با خاک پوشوندم. دوست نداشتم تری رو دوست داشته باشه. من فقط داشتم خودم رو خر میکردم. بهش گفتم باشه
و نفهمیدم کارولین کی از پیشم رفت. به کارولین دروغ نگفته بودم، خبری از تری یا هری نداشتم. احساس جدا افتادگی میکردم. دلم میخواست برم پیش تری، ولی نه به عنوان قاتل، به عنوان شاهد قتلها. راهمو پر پیچ و تاب کردم و رفتم. پلیس دیگه از تعقیب من خسته شده بود. به خونه تری رسیدم. باغچه جلوی خونش خشک شده بود. هری منو از پنجره دید. تری خونه نبود. هری کفری بود. هری فکر میکرد تاوانیش نابود شده. تمام رویاهاش نابود شده. همه فکر میکردن هری برای تری کار میکنه. هری عصبانی بود. یه مش کاغذ در آورد. کاغذهای مچاله شده رو کوبید رو تخت سینم. گفت اینها تنها میراث منه. 10 سال از عمرم رو روش کار کردم. این یه اثر هنریه. اثر هنری من. کتاب راهنمای تبهکاری. هر چیزی که تو عمرم یاد گرفتم و توش نوشتم. هری شاهکارشو پشت رسیدها نوشته بود. روی دستمال کاغذی، کاغذ توالت، درباره همه چی نوشته بود. هر فکریشم یه اسمی داشت. آدم رو بایی دوزی از منزل کیف قاپی. یاد داشتاشو خوندم، مزخرف بود. چرت و پرت محض. اما از حق نگذاریم، چیزای خوبی هم بود. هری از من خواست آخرین میراثشو چاپ کنم. همه پولشو به هم داد. چاپ این کتاب مهمترین هدف زندگی هری بود. از پیش هری برگشتم، سیگاری روشن کردم و به تاریکی شب نگاه کردم. تا صبح فکر کردم، سرم زغزغ میکرد. بالاخره تصمیممو گرفتم. من انسانم. من تاریخ مصرف دارم. من میمیرم. من فاسد میشوم. من ناپدید میشوم. پس باید کاری کنم. کاری که دوست دارم. خونه کارولینو دیدم. رو ایوان خونش نشستم. نمیدونم چرا، ولی به این نتیجه رسیده بودم. آدم های رومانتیک قد خر شعور ندارن. هیچ چیز جالبی تو عشقی طرف وجود نداره. برگشتم طرف خونه. به هری فکر کردم. دوباره روی نوشتاش مشغول شدم. مشکلات کتاب زیاد بود. باید دوباره متولدش میکردم. کتابو به 2 بخش تقسیم کردم. بخش جنایات و بخش مکافات. البته به متن اصلی وفادار موندم. فصل بندیش کردم. برای هر فصلم پانویس نوشتم. کتاب قطوری شد. 1 کتاب کاملا جامع. هیچی و جان انداخته بود. کله سر از خونه زدم بیرون. ذهنم آشوب بود. جلوی در خونه پر خبرنگار بود. خبرنگارا خواب بودن. بیدارشون نکردم. براشون کابوس آرزو کردم. پاورچین پاورچین سمت ایستگاه اتوبوس راه افتادم. مادرم از پشت صدام کرد. مادرم پیر شده بود. لاغر شده بود. یه بازیکن دیگه کریکت به قتل رسیده بود و باز هم تری قاتل بود. سوار اتوبوس شدم، رفتم پیش هری. هری فکر میکرد پشیمون شدم. کتابو از کولم در آوردم و با تعجب نگاهش کرد و زیر لب گفت به این سرعت. هری چندین بار کتابو خوند. تو این فاصله چرتی هم زدم. وقتی چشمامو باز کردم هری صورتمو غرق بوسه کرد. پیدا کردن ناشر کار راحتی نبود. نه به خاطر موضوع کتاب، به خاطر نویسنده ی کتاب. هری فراری بود. امکان داشت یکی از ناشرها زنگ بزنه به پلیس. بعد کلی کلنجار با هری قرار شد فقط تا چاپ کتاب اسم نویسنده پنهون بمونه. هری خودشو با ریش بلند و کت کهنه استتار کرد و دنبال من راه افتاد. هری معتقد بود نویسنده ها تو اجتماع وصله ناجورن. به نفع نویسنده هاست ظاهرشون اینقدر داغون باشه. وقتی وارد اتاق ناشر شدیم، ناشر کتابو ورق زد. تو هر ورق فقط نوچ نوچ میکرد. انگار سگش رو صدا می کرد. ناشر متن رو پرت کرد طرف ما. انگار متن نجس بود. ناشر گفت شوخی می کنید؟ شما داریم به مردم یاد می دین چطوری قانون شکنی کنن؟ هری از من پرسید چرا به من میگه کتابم درباره چیه؟ شونه بالا انداختم. تو آسانسور هری از عصبانیت می لرزید. زیر لب گفت اولاق. آسانسور طبقه دوم وایساد. هری سرم داد زد واسه چی وایسادیم؟ در باز شد یه مرد اومد تو. هری داد زد زورت میاد یا طبقه رو پیاده بری پایین؟
مرد قبل بسته شدن در پرید بیرون. رفتیم تو خیابون. تاکسی گیر نمی اومد. تلاش هری برای مشکوک نبودن بیشتر مشکوکش میکرد. وقتی به خونه رسیدیم قاطعانه به هری گفتم دیگه نباید همراه من بیاد. هری اولش دعوا رو انداخت، بعد کوتا اومد. این اتفاق هری رو 17 سال پیرتر کرد. البته خودش که نمیدید. هفته ها گذشت. مثل یک کابوس از این دفتر به اون دفتر میرفتم. همه ی ناشرا شبیه هم بودن. حرف همه هم یه چیز بود: امکان نداره این کتاب چاپ شه. هری عصبانی بود. تصمیم داشت کتابشو تو آمریکا چاپ کنه. به نظرش آمریکا آزادی بیان بیشتری داشت. میخواست برام بلیت نیویورک رو بگیره، اما من نمیتونستم برم. چرا؟ به خاطر قولی که به مادرم داده بودم. نباید مادرمو تنها میذاشتم. کارولینم رفت. یه شب همراه پدرش پیش من اومد، خداحافظی کرد و برای همیشه رفت پاریس. تصمیممو گرفتم. میخواستم هر جور شده کتاب هریو چاپ کنم. تفنگ هریو برداشتم و سراغ ناشر بعدی رفتم. ناشر چاق بود، دفترش هم نامرتب و کثیف بود، تازه ورشکسته هم شده بود. دستمو بردم تو جیبم، انگشتمو رو ماشه گذاشتم و کتابو گذاشتم جلوش. گفتم اسم نویسنده تا زمان چاپ مخفی میمونه. راجع به این فرصت استثنایی هم براش حرف زدم. ناشر متعجب کتابو خوند. وسطهای کتاب میخندید، آخرش هم خندید، حتی اوائلش هم فکر کنم خندید. ناشر گفت یه کتاب طنز. من طنز دوست دارم، اما کار من نیست. من پول ندارم، آگه یه ترهیم خودم هم چاپ کنم. به هر حال ممنون که اومدین. اما وقتی فهمید بقیه ناشرها دست رد به سینه کتاب زدن، تصمیم گرفت کتاب هری رو چاپ کنه. تا خونه هری دویدم. زبون هری از خوشحالی بند اومده بود. خوشگش زد، دوباره منو بوسید. همین بود، کتابش، بچهش، میراثش، جاودانگیش، بزرگترین اتفاق زندگیش توی راه بود. چند هفته گذشت. زمان تند شده بود. هر روز به دفتر ناشر یعنی استنلی می رفتم. با هم روی کتاب هری کار می کردیم. ممنوع شدن کتاب استنلی رو مشهور و پولدار می کرد. در واقع یه جور تبلیغات مفت و مجانی بود. استنلی اصرار می کرد اسم نویسنده رو بگم، اما اسم هری باید تا روز چاپ پنهون می موند. استنلی کفری شده بود، نگران بود. یه روز زن استنلی اومد دفتر. قیافه من براش آشنا بود، ولی من ابدا ندیده بودمش. بالاخره روز چاپ رسید. رفتم دفتر استنلی. گفتم اسم نویسنده هری وسته، همون جنایتکار معروف. استنلی اسم هریو نوشت. تو قسمت درباره نویسنده هم زندگی نامه ی هریو یادداشت کرد. هری تو مقدمه ی کتابش از من تشکر کرده بود. استنلی بهم گفت مطمئنی میخوای اسمت اینجا باشه؟ مثل احمقا پرسیدم چرا نباشه؟ وجود اسم من تو کتاب یعنی اعتراف به جرمم، ولی آخه این کار منم بود. پدرم در آمده بود تا کتاب چاپ بشه. دوست داشتم دنیا اینو بدونه. 3 هفته بعد کتاب از راه رسید. کتابو خریدم. اسم تری دین به عنوان نویسنده ی کتاب نوشته شده بود. همه جای کتابو گشتم. اسم هری هیچ جای کتاب نبود. رفتم سراغ استنلی. خون جلوی چشمامو گرفته بود. بهش گفتم این کتاب مال تری دین نیست. باور نکرد. استنلی مطمئن بود نویسنده این کتاب تری دینه. استنلی به حرفم گوش نمیداد. خیلی بابت فروش روز اول خوشحال بود. همه چیز زیر سر زن استنلی بود. زنش عکس منو تو روزنامه ها دیده بود. فکر کرده بود شوهرش با تری دین کار میکنه. استنلی احمقم فکر کرده بود هری اسم مستعار تریه. استنلی احمق فکر کرده بود اسم مستعار به درد فروش کتابش نمیخوره، اونم وقتی که نویسنده تری دین باشه. بهش گفتم گند زدی، اسم مستعاری وجود نداره. هری حتما میکشتت. استنلی لای انبوه کاغذا خودشو پنهان کرده. هری هم استنلیو میکشت، هم تری رو میکشت، آخر سرم خودشو میکشت. سری رفتم و همه جا دنبال هری گشتم. پیداش نکردم. رفتم تو کافه نشستم. اخبار رادیو شروع شد.
اخبار خبر انتشار کتاب تریدین رو داد. جا نخوردم. خبر بعدی خبر دستگیری استنلی ناشر کتاب بود. جا نخوردم، اما خبر خوبی بود. لااقل از دست هری در امان بود. تو فکر استنلی بودم که اخبار دوباره اعلام کرد هری وست مجرم فراری بالای برج رفته. هری وست تهدید کرده خودشو پرت میکنه. خدایا، هری تعاونیشو از دست داده بود، کتابشو از دست داده بود، چاره ای نداشت، باید برای موندگار شدنش خودشو پرت میکرد پایین. سریع خودمو به برج رسوندم، از برج بالا رفتم، پلیسا رو متقاعد کردم میتونم هریو از خودکشی منصرف کنم. البته شایدم نه، شاید بدتر مشتاقش میکردم. او زایق مردر اقربی بود، نزدیک هری شدم. هری اخم کرده بود. هری گفت مرسی که از پشت بهم خنجر زدی رفیق، داد زدم اشتباه شده. هری گفت دیگه مهم نیست. پایین رو نگاه کردم، تمام ماشینا عقب میرفتن، پلیسام میرفتن. چی شده بود؟ از خبرنگار پرسیدم چی شده. خبرنگار نفس زنان گفت تریدین افتاده تو تله، یکی و گروگان گرفته، کارش تمومه. برگشتم پیش هری، ازم پرسید چی شده. با وحشت گفتم تری. هری آروم به آخرین خبرنگاری که از برج میرفت نگاه کرد. چاره ای نبود، باید میرفتم پیش تری. از هری معذرت خواهی کردم. هری آهسته و آروم زیر لب گفت باش برو. در حال پایین رفتن یهو صدای شلیک اومد، بعدم صدای شلپ آب زیر پل. همین هری بود. خداحافظ هری. پلیس تریو تو باشگاه بولینگ گیر انداخته بود. تاکسی گرفتم، آدرس لازم نبود. آدم ها ماشین ها دسته دسته به یه سمت می رفتن. از تاکسی پریدم بیرون، با بدبختی روی کاپوت ماشین ها لیز خوردم. اطراف باشگاه پر تک تیرانداز بود، نتونستم از بین جمعیت رد شم. گیر کردم، داد زدم من مارتین دینم. راهو برام باز کردن، بعد راهو برای یه نفر دیگه هم باز کردن. مادرم بود. مادرم داد می زد این همزادشه، بکشینش. داد زدم من میتونم رازیش کنم بیاد بیرون، بذارین برم تو. پلیسا راضی نشدن. داد زدم چیه؟ میخواین قهرمان بشه؟ اگه بکشینش قهرمان میشه، شما میشین آدم بده. بذارین محاکمه بشه، بذارین بره دادگاه. پلیسا هاج و واج مونده بودن. بالاخره رفتم تو. سالن بولینگ پر از همهمه بود. تری بولینگ بازی میکرد، مردم تشویقش میکردن. استرالیا همیشه عاشق ورزش بود، اما پلیس بالاخره به تری شلیک کرد. بازی کردن حقه تری بود، اما همه پلیسا هم بولینگ دوست ندارن. تری رفت تو دادگاه. تو دادگاه محاکمه شد و اتهاماتش رو قبول کرد. تری به حبس ابد محکوم شد، تو همون زندان شهر خودمون. زندانی که پدرم ساخته بود. مادرم به مرگ نزدیکتر می شد، پدرم تحلیل می رفت. پدرم توی ایوان می نشست، با دوربین زندانی که خودش ساخته بود را نگاه می کرد. پدر تشنه دیدار تری بود. بعضی وقتا داد می زد اینهاش دیدمش. وسط این صحنه سر و کله دیو پیدا شد. دیو یکی از همون دوقلوهای شرور تو بچگیمون بود. دیو سر و ازش مرتب بود، آدم حسابی شده بود، زندگی جدیدی رو شروع کرده بود. برای حلالیت از پدرم برگشته بود. اصرار کردم این کار رو نکنه، ولی گوشش بدهکار نبود. مطمئن بود این دیدار خواست خدا بوده. نمیدونم چرا فکر میکرد میتونه خواست خدا رو بفهمه. پدرم دیو رو دید، میخواست خفش کنه. دیو مقاومت نمیکرد، فکر میکرد خواست خداست. پدرم پرتش کرد بیرون و توی صورتش توف انداخت. دیو خوشحال بود به خاطر اینکه خواست خدا تغییر کرده بود. موقع دعوای لیست از جیب پدرم بیرون افتاد. لیست آدمایی که پسرشو نابود کرده بودند. اولی هری بود، دومی دیو، سومی سازنده جعبه پیشنهادات، چهارمی مارتین دین. راستش از دیدن اسم خودم اصلا تعجب نکردم. حالا دیگه تری رفته بود زندان، کارولینم رفته بود، هریم مرده بود. شهر دیگه چیزی برای من نداشت. هیچ موضوعی نبود تا سرمو باش گرم کنم، ولی بازم نمیتونستم از این شهر برم. به مادرم قول داده بودم، نمیتونستم تنهاش بگذارم. محصول زندگی مادرم دو چیز بود، تری و من.
تری که از لای انگشتاش لیز خورده بود، فقط من مونده بودم. مادرم دوست داشت پسراشو به خودش سنجاق کنه که هیچ وقت گمشون نکنه. درسم من یه قرونم پول نداشتم. هیچ جا نمیتونستم برم تا اینکه نامه‌ای به دستم رسید. نامه‌ای که همه چی رو پیچیده تر کرد. نامه‌ای از طرف استنلی ناشر. استنلی نوشته بود پلیس‌ها به جرم همکاری در نشر دنبالشن. تأکید کرده بود از کشور فرار کنم. استنلی تمام سود کتابو برام فرستاده بود. به نظر استنلی پولی که قرار بود توسط دولت تصاحب بشه بهتر گیر من بیاد. پاکتو تکون دادم. چک از تو پاکت افتاد. مبلغ خوبی بود، مخصوصا برای کسی که تأسیگار مردمو میکشید. تصمیم گرفتم از این شهر برم. گور بابای قولی که داده بودم. نمیخواستم کنار برادرم تو زندان بپوسم. به حد مرگ از هر چیزی که به تری مربوط میشد خسته بودم. چمدونم رو بستم. هر چیزی که خاطراتم رو زنده میکرد گذاشتم بمونه. مادرم وارد اتاقم شد. پرسید کجا میرم؟ نفهمیدم چی شد. گفتم پاریس. میخوام کارولین پیدا کنم. میخوام بهش پیشنهاد ازدواج بدم. مادر فقط گفت باش. نهارتو بخور. بعد برو. برو تو سکوت مطلق خوردم. برای آخرین بار بالای تپه رفتم و با تری خداحافظی کردم. گرمترین روز تابستان بود. از دروازه زندان گذشتم. نگهبانا رام ندادن. گفتن تری تو انفرادیه، ملاقاتش ممنوعه. پرسیدم چقدر قراره اون تو بمونه؟ نمیدونم، شاید یه ما. نمیتونستم برای خداحافظی یه ما صبر کنم. از نگهبان خواستم به تری بگه برادرش رفته خارج. نگهبان قبول کرد. از زندان بیرون اومدم. از بالای تپه شهرمون رو نگاه کردم. شهر خوبی بود. یه شهر خوب کوچیک. خاک بر سرت شهر خوب کوچیک. امیدوارم بسوزی. خداحافظ. یهو احساس عجیبی کردم. صدای غریبی از شکمم بلند شد. حسم تبدیل به درد وحشتناکی شد. دولا شدم. این دیگه چی بود؟ دستمو گرفتم به تیر چراغ برق. خودمو با بدبختی رسوندم خونه. گفتم چند دقیقه بخوابم حالم بهتر میشه، ولی این تازه اولیش بود. این مریضی ناجور و ناگهانی منو از پا انداخت. دردهای شکمی، استفراغ، تب. من و مادرم نگران یک چیز بودیم: پرت شدن دوباره به آغوش سیاه اغما. ترسیده بودم. بیماری و ترس بی ارادم کرده بود. جز خون گریه کردن تمام عوامل مریضی ها رو یه جا داشتم. مادرم با یه بغل کتاب می اومد اتاقم و دوباره برام کتاب می خوند. خودش به زور زنده بود اما برای من کتاب می خوند. عملا همه ی روز با هم بودیم. مادرم گفت احساس می کنم تو زندگیم راه و غلط رفتم، ولی انقدر جلو رفتم که دیگه انرژی برگشت ندارم. مارتین یادت باشه هر وقت احساس کردی راه و اشتباه رفتی برگرده. هیچ وقت از اینکه هیچی به دست نیاوردی نترس مارتین. من به خاطر ترس با پدرت ازدواج کردم. به خاطر ترس باهاش موندم. من زن شجاعی نیستم. خیلی بد آدم آخر کار بفهم شجاع نیست. یه روز دوتا بازرس اومدن بالا سرم، ازم درباره کتاب سوال کردند. وقتی دیدن به هیچ عنوان توان جواب دادن ندارم رفتند. میخواستن تو فرصت بهتری بیان سراغم. بعد از رفتن بازرس ها تو نگاه پدرم جنونی بود که امکان داشت هر لحظه به هم آسیب بزنه. صبح روز بعد مادرم با یه چمدون اومد بالا سرم، گفت باید از خونه برم. تا خواستم بپرسم چی شده صدای پای پدرم اومد. مادرم روی من ملافه کشید و خودش پرید رو تخت تری. صورت پدرمو تو درگاهی در دیدم. پدرم هم منو دید. پرسید بهتری؟ سرمو تکون دادم. به مادرم نگاه کردم. مادرم خودشو زده بود به خواب. هوا گرم شده بود و اوضاع منم بدتر شده بود. پدرم برام سوپ سبزیجات درست کرده بود. دو قاشق خوردم. نتونستم نگهش دارم. تو تشت کنار دستم بالا آوردم. به شهر فرنگ استفراغم نگاه کردم. وحشتناکترین چیز عمرمو دیدم. دو تا قرص آبی بالا آورده بودم. دو تا قرص آبی مرگ موش. پدرم به من سم داده بود. تشت انداختم زمین.
استفراغ پاشیده شد روی فرش. ناپدرم زمین رو تمیز کرد. نقش مادرم این وسط چی بود؟ مطمئن بودم مادرم خبر داشت. برای همین از من خواست فرار کنم. ناپدرم با لحن ملایم گفت سعی کن دفعه بعد تو تشتت استفراغ کنی. هیچی نگفتم. فقط جوری نگاش کردم انگار قلبم شکسته. وقتی رفتم سراغ چمدونم. از راه رو گذشتم. چمدون رو دم در گذاشتم و رفتم تو آشپزخونه. نمیتونستم مادرمو تو دستای این مرد روانی ول کنم. باید میکشتمش. چاقو رو از آشپزخونه برداشتم. مادرم شیون کنان گفت مارتین از اینجا برو. صدام همزمان میلرزید و میشکست. پدرم با صدای غریبی گفت مارتین مادرت تو غذات مرگ موش میریزه. مثل دیوار سر جام موندم. به مادرم گفتم تو بودی؟ مادرم غمگین سر تکون داد. فهمیدم پدرم حقیقت رو گفته. نفهمیدم چی شده. گیج راه میرفتم. راه رفتم و راه رفتم. رسیدم بالای تپه. وایسادم. دیدمش. آتیش رو دیدم. زمین آتیش گرفته بود. آتیش دو شاخه شد. یه شاخه به سمت خونه پدر و مادرم و یه شاخه به سمت زندان می رفت. شهر آتیش می گرفت. حس کردم می تونم بخشی از خانوادم رو نجات بدم. تری احتمالا تو انفرادی بود. نمی تونستم براش کاری کنم. میرم مادرم رو نجات می دم. هرچند خواسته بود منو بکشه و پدرم رو. هرچند که نخواسته بود منو بکشه. به سمت خونه پدر و مادرم دویدم. دود صورتم رو میلیسید. هیچی رو نمیدیدم. یکی داد زد وایسا. وایسادم. صدا از کجا میومد؟ نمیتونستم بفهمم. از جایی تو دور دست یا از توی سر خودم. صدا گفت برو سمت چپ. رفتم سمت چپ. مسیر سمت راست آتیش گرفته بود. به کوچمون رسیدم. مردم لا بلای آتیش وایساده بودند. صدای آشنایی شنیدم. فکر کنم صدای مادرم رو شنیدم. تشخیص مشکل بود. آتیش کلمات رو می بلعید. بعد ناگهان ساکت شد. یکی داد زد باد. همه منجمد شدند. نسیم داغی صورتم رو نوازش می کرد. قبل این که فرصت فریاد داشته باشم شعله ها رو سرمون آوار شدند. آتیش پدر و مادرمو بلعید. به غیر از کسایی که تو انفرادی بودند اکثر زندانیا فرار کردند. همونطور که حد زده بودم تری مرده بود. رفتم تو سلولش. تری خاکستر شده بود. خاکسترشو با جارو و خاکنداز برداشتم. بیچاره تری. خاکسترش با چوب قاطی شده بود. شهر پر از خاکستر بود. همه بوها تلخ بود. مادرم مرد، پدرم مرد، برادرم مرد. کارولین رفت، لایونل رفت، شهر هم رفت، قول هم رفت و من آزاد. مردم شهر با هم پچ پچ میکردن. از لابلای حرفاشون چیزی شنیدم که خونم یخ کرد. رصدخونه؟ احتمالا یه نفر سقف رصدخونه رو باز گذاشته بود. عدسی نور خورشید رو متمرکز کرده بود و تمام بنا رو با آتیش کشیده بود. آتیشم با همکاری باد شهر رو خاکستر کرد. رصدخونه من شهر رو آتیش زد. دیگه وقت رفتم بود. برای همیشه. باید از شر تری راحت می شدم. رفتم تو مغازه، در ادویه ها رو باز کردم. تری رو تو ظرف فلفل ریختم. نصف خاکسترش ریخت رو پام. وقتی کارم تموم شد با دست برادرم از روی کفشم تکوندم و به سمت پاریس حرکت کردم. خاطرات بابا تموم شد. تقریبا صبح شده بود. 17 ساعت یک بند حرف زده بود. نمیدونم کدوممون خسته تر بودیم. بینمون سکوت بود تا اینکه بابا گفت جسپر خونه کنار لبت خوش شده. به خونه خوش شده دست زدم. چندشم شد. از داستان بابام چیز زیادی از عموتری دستگیرم نشد.
بیشتر کمکم کرد خودشو بشناسم. میدونستم حرفاش حقیقت داره. بابا اهل آب و لعاب دادن به خاطراتش نبود و همینم منو میترسوند. بعدها هم درباره زنی حقایقی رو فهمیدم که وحشت زدم کرده. زنی که هیچ وقت تو زندگیم حضور نداشت. مادرم. 17 می تولد مادرم بود. بابا هر سال براش هدیه میگرفت. از منم میخواست هدیهش رو باز کنم. هیچ وقت نفهمیدم باید تشکر کنم یا نه. بعد به من پیشنهاد میداد هدیه رو به خودش بدیم. این یعنی بریم به قبرستون. روی سنگ قبر مادرم فقط اسمش حک شده بود. استرید. نه فامیلی، نه تاریخ تولدی، نه تاریخ فوتی. به بابا نگاه کردم. پاهای پدرم روی قبر بود. داد زدم پات روشه. بابا خندید و گفت بی خیال پسر، اینجا که کسی نیست. شوکه نگاش کردم. بابا گفت میدونی جسپر، واسه دفن یه تابوت خالی همونقدر پول میگیرن که واسه یه تابوت پر. مبهوت به چهره افسردش نگاه کردم. سرشو تکون میداد. تمام این سالا میومد و روی قبر خالی عزاداری میکرد. بابا این گور رو برای من درست کرده بود، جایی برای سوگواری. تو تمام این سالها مادرم همیشه یه موضوع غیر قابل دسترس بود. از لابلای حرفای بابا متوجه شدم ادی مادرمو میشناسه. ادی دوست قدیمی بابا بود. همیشه هم تو سفر بود. ادی یه مرد تایلندی بود که هیچ وقت پیر نمیشد. ادی به شکل روشنی تاریک بود. 6 ماه صبر کردم تا بالاخره سر و کلش پیدا شه. ادی دیوانه عکاسی بود. هر 5 دقیقه 1 بار از من عکس می گرفت. درباره مادرم ازش سوال کردم. ادی قصهشو شروع کرد. وای خدا. ادی بدترین قصه گوی جهان بود. از هر جایی می گفت الا موضوع اصلی. از لابلای حرفای بی ربطش فهمیدم بابا تو زمان آشنایی با مادرم خاطراتشو توی دفترچه سبز یادداشت میکرده. تمام دفترچه‌های پدرم سیاه بودن، پس راحت میتونستم پیداش کنم. رفتم تو اتاق بابا. ادی هنوز حرف میزد. یکی از کشوهای میزشو باز کردم. یه دسته دفترچه دیدم. همشون سیاه بودن. سیاه سیاه سیاه. کشوی دیگه ای رو باز کردم. داخلش پر مجله بود. پدرم چشم همه ی عکس‌ها رو در آورده بود. بیشتر گشتم. یه جعبه پیدا کردم. داخلش پر دفترچه بود. ته جعبه دفترچه سبز رو پیدا کردم. دفترچه زندگی مخفی مادرم رو برداشتم. ادی هنوز با خودش حرف می‌زد. رفتم اتاق خودم. دفترچه اسم داشت. رنجش‌های خرد زندگی انسان. اسمش به ام حس بدی داد. حالا میخوام کل دفترچه رو عیناً براتون بخونم. دفترچه خاطرات مارتین دین. پاریس بهترین شهر برای تنها شدن و بدبخت بودنه. آخرین کارت پستال کارولین همراه همه. آدرسش جای کثیفی بیرون پاریسه. دوش گرفتم، اصلاح کردم، لباس پوشیدم و راه افتادم. باورم نمیشد خونه کارولین تو همچین آپارتمان چرکی باشه. پیرزن بیرون آمد. نشونی های کارولین رو بهش دادم. پیرزن گفت از اینجا رفتن. سرجام خوشکم زد. فقط همون نشونی از کارولین داشتم. یهو مردی با چهره آسیایی اومد پایین. مرد گفت من ادیم. دختره 1 ماه پیش از اینجا رفت. مرد کورم مرد. گفتم مرد؟ مطمئنی؟ آره. اسم چیه؟ مارتین. چرا مرد؟ تصادف کرد. ادی منو به خونش دعوت کرد. خونش بوی گند میداد. ادی تایلندی بود، فارغ التحصیل پزشکی، اما سابقه طبابت نداشت. همیشه تو سفر بود، حالا هم پاریس. ادی عکاس بود. وقتی میخواستم برم گفت میشه ازت عکس بگیرم؟ به دیوار خونش نگاه کردم. هیچ عکسی به دیواراش نبود. قبول نکردم. موقع بیرون رفتن دم در ازم عکس گرفت. دلم برای کارولین تنگ شده بود. بی هدف تو خیابونا قدم زدم. کافه اول ژانویه.
از تنهایی دیوونه شدم. فقط قدم میزنم، کتاب میخونم، مینویسم و میخوابم. شب سال نوه، کل پاریس منتظر کریسمسه. من هیچ کاری ندارم، هیچ کس نیست منو بغل بگیره. تا نیمه های شب تو کافه نشستم. 4 صبح متوجه یه زن شدم. رفتم جلو و سر صحبتو باش باز کردم. درباره هم سوال کردیم. زن از جواب بهم تفره میرفت. فقط فهمیدم سفر زیاد کرده. 2 ژانویه شب دوباره دیدمش. زن اومد تو کافه و روبرون نشست. تعجب کردم، از تعجبم ناراحت شد. لبخندی زد که پشتش درد بود. زن گفت میخوای بریم قدم بزنیم؟ به هم گفت اسمش استریده. منم اسممو گفتم. خانوادهش باهاش بد تا کرده بودن، دوست نداشت برگرده پیششون، حتی در افکارش. استرید از من پرسید دوستش دارم یا نه. برای جواب خیلی معطل کردم. آخر سر گفتم نه. میخواستم اینقدر ناراحت بشه که بره و دیگه بر نگرده. استرید ناراحت شد. من گفتم فقط 2 روز تو رو میشناسم، چه انتظاری داری؟ زن عصبانی رفت. تعجب کردم از زندگی تو خالی من چی میخواست؟ میخواست زندگیمو پر کنه یا با پر کردنش خودشو خالی کنه؟ چند شب بعد استرید ازم خواست با هم ازدواج کنیم. منم قبول کردم. حالا این شده زندگی ما. مثل گاو میخوابیم و میخوریم. وقتی حرف میزنه حواسم یه جای دیگه است. دوست دارم عاشقش باشم اما نمیتونم. دلم میخواد همه چی رو تموم کنم اما نمیدونم چطوری. یه روز مزخرف، ادی برگشته. تو خیابون همو دیدیم. ادی برام دست تکون داد. با هم کنار سن قدم زدیم. ادی تو برانداز کار میکنه. به ادی گفتم ازدواج کردم. ادی هم گفت دوست داره زنمو ببینه. نمیدونم چرا ادیو به شام دعوت کردم. یواش یواش نظرم درباره ادی داره تغییر میکنه. آدم خوبیه. سزلی غریبی شدیم، ادی و استرید و من. تنها نقطه اشتراک ادی و استرید خندیدن به اشتباهات منه. بعضی وقتا کنار سن ستایی قدم میزنیم. امشب استرید کنار رود سن خبر داد که بارداره. یه بچه لعنتی، یه کچل زرزرو. زندگیم تموم شد. استرید اصرار کردم بچه رو بندازم و قبول نکرد. حالا در قصر بدون عشقمون یه بچه‌ام درست کرده بودیم. اصول اخلاقی اجازه نمیداد استرید رو ترک کنم. خیلی بعد ماه‌هاست چیزی ننوشتم. استرید خیلی حامل است. جنین با اصرار زیاد داره رشد میکنه. این یعنی قطع نخاع استقلالم برای همیشه. اگه بچه بمیره اصلا برام مهم نیست. اما اگه دنیا بیاد براش اسم میگذارم. دختر باشه اسمشو میگذارم ویلما، اگه پسر باشه میذارم جسپر. البته این اسما رو استرید انتخاب کرده. استرید نگران تنبلی ذاتی منه، نگران گرسنگی هر 3 نفرمونه. اما بچه مجبورم کرد مسئولیت پذیر باشم. یه روز وحشتناک، وقتی رسیدم خونه استرید تو تشت آب وایساده بود، با فیوز برق کار میکرد. داد زدم میخوای خودتو بکشی. بعد ها فهمیدم تمام اعضای خانواده استرید یه بار خودکشی کردن، البته به غیر از پدرش. روزهای بس غریب. اوضاع استرید بدتر از همیشه شده. عقایدش سیاه شده. هیچ تفریحی براش معنا نداره. یادم افتاد نقاشی کردن رو دوست داره. با تمام پولی که داشتم براش رنگ و بوم خریدم. میخواستم بدبختیای درونش رو روی بوم خالی کنه، نه روی من. وقتی هدیهش رو دید گریه کرد. بومو برد کنار پنجره. حالا یه ماجرای جدید شروع شده بود. هر روز از جهنم نقاشی میکشید. شک من درست بود. این زن واقعا دیوانه است. بعضی وقتا سرگرم نقاشی کشیدن داد میزد سرورم مرا ببخش. امروز وقتی داد زد نقش سرورشو براش بازی کردم. گفتم باشد، تو بخشوده شدی، حالا خفه شو. ما اینجوری با هم ارتباط برقرار میکنیم. یه بار از این ماجرا سوء استفاده کردم. ازش پرسیدم این صورت کیست نقاشی میکنی؟ گفت صورت پدرشه. خدایا اوضاع خسته کننده ایه. هرچی دنبال کار گشتم پیدا نکردم.
ادی کنار ساحل برام کار پیدا کرده. هر شب کنار ساحل از تو قایق جعبه های سنگینی رو خالی میکنیم. شبا کار میکنیم. یه شب وقتی اومدم خونه استرید رو زمین افتاده بود. بردمش رو تخت بهش غذا دادم. مثل مادرم براش کتاب خوندم. بهش گفتم لازمه شکمتو ببریم پیش دکتر. اما استرید بهم گفت من این بچه رو نمیخوام. عصبانی شدم. سرش داد کشیدم. من دیگه بچه رو میخواستم. من تغییر کرده بودم. بالاخره اومد. اسمشو گذاشتم جسپر. یه انسان جدید. از اینکه این بچه مال منه هیچ حسی ندارم. بچه گریه نمی کنه. من هیچی درباره بچه ها نمی دونم. فقط می دونم بچه ها گریه می کنن. اما بچه من گریه نمی کنه. به بچه نگاه کردم. انگار یه پیر مرد می بینم. آیا این بچه واقعا بچه من بود؟ ازش متنفرم چون انگار خود منه. من یه هیولا به دنیا آوردم. من خودمو تو صورت بچه می دیدم. امروز نزدیک بود بمیرم. قایق هیچ وقت سر موقع نمی آمد. شروع کردم به کتاب خوندن. هنوز یه خطم نخونده بودم که توده سیاهی به سمتم اومد. ادی دوید توی قایق، منم همینطور. یه نفر با صدای خشن گفت بیام بیرون. با خودم گفتم شاید با ما نباشه. اما ادی ایستاد و دستشو برد بالا. منم وایسادم و دستمو بالای سرم گرفتم. حمله کننده تفنگشو گرفت سمت من. بعد به دستم نگاه کرد و اسم کتابو خوند. یادم رفته بود کتاب هنوز توی دستم بود. طرف گفت من عاشق این کتابم. گفتم من تا نصفشو خوندم. گفت به اونجاش رسیدی؟ که گفتم نه، لطفاً آخرشو نگو. طرف تفنگشو آورد پایین و چند ساعتی درباره کتاب حرف زدیم. حسابی با هم اخت شدیم. ماجرای حمله‌شون هم فهمیدم. رئیسشون با رئیس ما مشکل داشت. یه جور رقابت کاری بود. روزهای سخت. مشکلات خونه تمومی نداشت. استرید بیش از حد میخوابید. خستگیش خستگی ناپذیر بود. عشقش به منم شلوول شده بود. انگار یادش رفته بود مادر بچه است. یه بار بچه رو تو حموم پیدا کردم. بچه سرش تو چاه حموم بود. پیش خودم گفتم نکنه پشت درای بسته همه ی رابطه ها همین شکلیه. بچه رو برداشتم و آروم کردم. یه روز به خصوص. طبق معمول از خونه زدم بیرون. رفتم کنار سن نشستم. کنارم یه زن نشسته بود. زن پاهاشو دراز کرد. همزمان به هم نگاه کردیم. لبخند زدم. قبل اینکه مغزم شناساییش کنه دهنم داد زد کارولین. هر دوتامون از جا پریدیم. با خوشحالی و شگفتی به هم خیره شدیم. خواستم درباره اتفاقاتی که برام افتاده بگم، اما کارولین همه چیو میدونست. عموش تو سیدنی همه چیو براش تعریف کرده بود. کارولین گفت ازدواج کرده. وحشت کردم. منم بهش گفتم پدر شدم. کارولین تعجب کرد. بهش گفتم حاضرم استرید و بچه رو ترک کنم تا با هم زندگی کنیم. کارولین آروم گفت تو تحمل احساس گناهشو نداری. ضمناً من شوهرمو دوست دارم. میخواستن برای دیدن خانواده شوهرش برن روسیه. با هم خداحافظی کردیم. قرار گذاشیم دقیقاً یک سال دیگه همونجا هم دیگر رو ببینیم. بی هدف راه افتادم. دوست داشتم سرم و روشونه یک کسی بگذارم و گریه کنم. ادی رو دیدم. تنها دوستم. دیدنش باعث شد رازم رو نگه دارم. الان شبه. استریدو تو خواب تماشا میکنم. دوستش دارم ولی ازش خوشم نمیاد. خب این دوتا با هم فرق میکنن. پایان. دارم راجع به پایان می نویسم. تو کتاب فروشی بودم که صدای آشنایی اومد. حمله کننده بود. خیلی دنبالم گشته بود. به هم گفت امشب نرم اسکله. رئیسشون قصد داشت قایقمونو منفجر کنه. همه جا رو دنبال ادی گشتم. پیداش نکردم. یادداشت نوشتم. همه جا گذاشتم. حتی یه یادداشت رو میز آشپزخونه خودم گذاشتم. بهش گفته بودم امشب نباید بریم اسکله. از استریت خواستم اگر ادی رو دید یادداشت رو بهش بده. ساعت 4 رفتم سینما. وقتی برگشتم خونه ادی تو آشپزخونه بود. ادی گفت استریت همین الان رفت. گفتم این چه شغلی بود برام پیدا کردی؟ انگار ادی از هیچ خبر نداشت. به ادی گفتم استریت چیزی بهت نگفت؟ نه، فقط گفت میره لب سن. فکر کردم فهمیدم جریان چیه. بچه رو گذاشتم پیش ادی و رفتم. خودم رو به سن رسوندم. خدای استرید چه فکر کرده؟ با ترس و نگرانی می دویدم. تنها نبودم. شرم هم همراهم بود. شرم و حق نشناسی. بنابراین ستایی می دویدیم. من و شرم و حق نشناسی. استرید دوستم داشت و من عشقش رو از سر بیمیلی مزه مزه می کردم. می دونستم می خواد چی کار کنه. از دور قایق رو دیدم که آروم پهلو می گرفت.
بچه ها قایق رو به اسکله بستن. سه تا مرد با تفنگ و نارنجک اومدن. استریت پرید تو قایق. مردا سرش داد زدن. گوش نکرد. قاتلا نمیدونستن باید چی کار کنن. نمیخواستن یه آدم عادی رو بکشن. داد زدم استریت بیا بیرون. استریت نگام کرد و لبخند زد. یک ثانیه بعد قایق منفجر شد. درست مثل جعبه پیشنهادات تری. استرید روی ساحل پخش شد. رفتم خونه. میلیون ها تکه استرید و به حال خودش گذاشتم و رفتم. حالا من تنها پرستار بچه بودم. فکر کردم باید برگردم استرالیا. دلم برای وطنم تنگ شده بود. آپارتمان بوی استرید رو میداد. بهدی گفتم برو خونه. من موندم و بچه‌ای که شکلک در می آورد. استرید برام یادداشتی نوشته بود. تو نامش به من سفارش کرده بود بچه‌مونو دوست داشته باشم. کاری که برای من دلهره آور بود. یادداشتو تا کردم. استرید مرد. هیچ وقت نشناختمش. حتی نمیدونم خبر داشت عاشقش بودم یا نه. به بچه نگاه کردم. بچه من. بچه بیچاره من. جسپر بیچاره من. برای فرداهای وحشتناکی که با هم خواهیم داشت ببخشید. ما بر می گردیم به استرالیا. تصمیم دارم چیزهای زیادی را به پسرم یاد بدهم. دفترچه رو بستم. میخواستم بالا بیارم. من متولد تنهایی و جنون و خودکشی بودم. چند سال بعد صبح روز تولد مامان لباس پوشیدم. بابا اومد تو اتاقم و گفت دیر شده. هدیه مامانم تو دستش بود. با بابا نبودم. به جاش رفتم بندر. به کشتی ها نگاه کردم. به دفترچه بابا فکر کردم. همه ی نوشته هاش تو مغزم حک شده بود. وایسادم و کشتی ها رو تماشا کردم. آزاردهنده ترین جمله دفترچه تأکید بابا روی یه چیزی بود. تناسخ. تناسخ زود هنگام خودش. اینکه من بابا بودم. یه روز بابا اومد خونه. شغل پیدا کرده بود. بابا به خاطر من رفته بود سر کار. مدام سرم منت میذاشت. اگه فقط خودم بودم مجبور نبودم برم سر کار. جسپر نمیبخشمت. بازم ادی براش کار پیدا کرده بود. پدرم از دیدن ادی جا خورد. ادی هم آمده بود استرالیا. بعد از 11 سال آمده بود استرالیا و برای پدرم کار پیدا کرده بود. شوخی خندداری بود اما برام مهم نبود. من 11 سالم بود. برای اولین بار قرار بود بابا خونه نیاد. سنگینی حضورش از زندگیم برداشته شده بود. راحت شده بودم. بابا تمام وقت کار میکرد. بابا حتی تو تعطیلاتم کار میکرد. اما قد همون دوران بیکاریش پول داشتیم. یخچال خونه دوستان پر از غذا بود. مال ما پر از فضا. گفتم بابا پولا کجا میره؟ بابا درباره یه جور غافلگیری حرف زد. سر در نیاوردم. یه روز از دهن ادی در رفت. گفت بابا توی یه کلوپ شبونه کار میکنه. کلوپ شبونه؟ بابای من مگه میشه؟ بابا مدیر کلوپ بود؟ مسئولیت بابای من باید خودم می دیدم. یه روز راهمو کج کردم و رفتم سمت کلوب. اولین بار بود همچین جایی می رفتم. اونم برای دیدار با یکی از اعضای خانوادم. همه چی با تصویری که من توی ذهنم داشتم فرق می کرد. بابا منو به خاطر رفتم به کلوب دعوا کرد. بابا با سخت کوشی تو لونه یه کثیفی کار می کرد و پسنداز می کرد. خیلی کنجکاو شده بودم. میخواستم بدونم چرا با این سخت کوشی پس انداز میکنه. یه سال گذشت. کنجکاوی دیوونم کرده بود. اما بالاخره فهمیدم. بابا میخواست گوشیو که تو آتیش سوزی از دست داده بود و عمل کنه. این همه مدت برای همچین چیزی ایثار کرده بود. عجب. بابا یه شب تو بیمارستان خوابید. می دونستم از گل خوشش نمیاد اما مجبور بودم براش ببرم. به نظرم هدیه دادن گیاه به کسی که درد می کشه کار بیمنطقیه. وقتی باندپیچی گوششو باز کردن یه گوش معمولی بود. بابا گفت تو گوشش حرف بزنم. خم شدم و گفتم سلام. الو 1 2 3 1 2 3 امتحان می کنیم. بابا گفت خوبه کار می کنه.
بابا بازم سخت کار میکرد، اما بازم پولی نبود، باز زندگی ما تغییر نمیکرد. این دفعه برای چی کار میکرد؟ وقتی ازش پرسیدم دوباره درباره یه غافلگیری دیگه گفت، اما دیگه برام ارزش نداشت. ماشین، یه ماشین اسپورت قرمز، جوری نوازشش میکرد انگار بچهش بود. بابای من؟ کارش فقط سبک و جلف نبود، افتضاح بود. این کارش یه جور فروپاشی درونی بود. بابا خودشو از بیرون به درون تغییر میداد، تغییری که از همون اول محکوم به سقوط بود. هر دوتا سوار ماشین شدیم و رفتیم به یه رستوران شلوغ غذا سفارش دادیم. بابا همیشه دوست داشت پول غذا رو اول بده. اعتصاب غذا کرده بودم. ما همیشه بیرون غذا میخوردیم. خیلی وقت بود بابا آشپزی نمیکرد. هر دوتا ما این خیابون رو نگاه میکردیم. زحمتش از حرف زدن کمتر بود. کنار ماشین ما یه نفر وایساده بود. کاپشن قرمز پوشیده بود. غذا رسید. بابا پرسید: مطمئنی نمیخوری؟ به هم تلک مینداخت. بوی غذای داغ وسوسه‌ام میکرد. بابا با غرور نگام کرد. منم با غرور و پیروزمندی نگاش کردم. بعد از 5 ثانیه فرسایشی سرمو چرخوندم سمت پنجره. صدای خراشیده شدن فلز به گوشم خورد. فرد کاپشن قرمز کنار ماشین بابا بود. به نظرم با کلید روی ماشین خط می انداخت. داد زدم: آهای، ببین! بدن لاغر و دراز بابا قبل من از جا پرید. به سمت در دویدم. این اولین تعقیب من تو خیابونای سیدنی بود. یه قدم از پیاده رو دور شده بودم که بابا دستم رو کشید و گفت: با هم می دویم. همیشه از پدر و پسری که آدم مرموزی رو تعقیب میکنن بترسید، مخصوصا اگه کاپشن طرف قرمز باشه. من و بابا رسیدیم به یه خیابون خالی. حضور ما به خالی بودن خیابون عمق بخشید. کسی نبود. یه لحظه ایستادیم. قلبم تون تون میزد. ته خیابون یه کافه بود. کافه جای قاتلای زنجیره‌ای بود. رفتم تو. کاپشن قرمز به جالباسی آویزون بود. من و بابام یه چشممون به رختکن بود، یه چشممون به سالن. سعی کردیم حدس بزنیم فرد مورد نظر کدومه. پیدا کردنش کار سختی بود. آدم ها رازاشون رو جایی غیر از صورتشون قایم میکنن. چهره آدم فقط جای درده. خسته بودم. به کاپشن قرمزی که هنوز آویزان بود نگاه کردم. بابام حاضر بود تا صبح همونجا بمونه. هیچ کس تو خونه منتظر ما نبود. کسی نبود دلتنگ ما بشه. سرمو گذاشتم روی پیشخون. خواب دیدم. خواب صورتی پنهان و شناور توی تاریکی. خیلی ترسناک بود. بیدار شدم. صاحب کافه اعلام کرد تعطیله. بابا کنار رختکن وایساده بود. کاپشن قرمز هنوز سر جاش بود. مشتری ها یکی یکی می رفتند. بالاخره صاحب کاپشن قرمز اومد. یه دختر بود. دختر رفت سمت کاپشن. بابا به دختر سلام کرد. دختر برگشت طرف بابا. صورت دختر استخوانی بود. استخوانی ترین صورتی که به عمرم دیده بودم. دختر تقریبا وجود نداشت. دختر رفت تو خیابون. بیرون بارون ملایمی میبارید. نفس عمیق کشیدم. بوی صبح میامد. دختر زیر سایبون وایساد و زیپ کاپشن معروفشو بالا کشید. بابا دوباره بهش سلام کرد. دختر فقط بابا رو نگاه کرد. بابا بهش گفت ماشینشو خط انداخته. دختر انکار کرد. بابا بی خیالش نشد. دنبالش راه افتاد. دستشو گذاشت رو شونه دختر. دختر جیغ زد: پلیس، پلیس! بابام پلیس رو صدا کرد. به منم اشاره کرد تا منم داد بزنم. منم داد زدم: پلیس، پلیس! جلوتر رفتیم. یگان ویژه رو صدا زدم. درخواست هلیکوپترم کردم. این کارم دختر رو آروم کرد. دختر از پیاده رو رفت زیر بارون. بابام بدون هیچ حرفی دنبالش رفت. رنگ ماشین روی کلید دختر جا مونده بود. بابا به مدرک جرم اشاره کرد. دختر بلافاصله کلید رو انداخت تو جوب. بعد نشست کنار جوب و کلید رو شست و دوباره گذاشت تو جیبش. هوا روشن شده بود.
اصرار بابا رو برای تعقیب دختر نمیفهمیدم، اما بعدها متوجه شدم بابام خبر داشت این دختر قراره به آینده ما گند بزنه. برای همین نمیخواستیم وظیفه بزرگ رو ازش بگیره. به خونه دختر رسیدیم. دختر رفت تو خونش و در رو به روی ما بست. خسته و خجالت زده بودم. حوصله‌ام سر رفته بود. نمیدونستم چرا بابا خسته و خجالت زده نبود. چرا حوصله‌اش سر نرفته بود. موقعیت جالبی بود. جلوی پله‌های خونه یه غریبه نشسته بودیم و انتظار می‌کشیدیم. در خونه باز شد. دختر با یه کیسه سیاه ورزشی اومد بیرون کنار ما نشست. تو کیسه پر نامه و پاکت نامه بود. دختر از ما کمک خواست. بابا بدون هیچ حرفی پاکت ها رو گرفت و شروع کرد به لیسیدن در پاکت ها. دختر چشم سبز از منم کمک خواست. ستایی نشستیم و با دقت پاکت ها رو پر کردیم. بابا وقتی فهمید درآمد چشم سبز از راه چسبوندن پاکت هاست، صورتش مهربون شد. ما اینقدر نشستیم تا چشم سبز بالاخره اعتراف کرد. چشم سبز از پولداران متنفر بود. برای همین ماشین بابا را خط انداخته بود. یه دفعه بابا بی مقدمه گفت ما به یه خدمتکار احتیاج داریم. چشم سبز وایساد، یکم فکر کرد. لباش بی صدا تکون میخورد. بابا گفت یکی که برای من و پسرم غذا درست کنه یا خونه رو تمیز کنه. چشم سبز قبول کرد. اسم چشم سبز آنوک بود. منو آنوک و بابا اینقدر پاکت پر کردیم تا شب شد. اولین باری که آنوک آمد خونه ما تعجب کرد. انتظار خونه یه آدم پولدار رو داشت. بعد اینکه برای ما شام درست کرد پرسید چجوری اینجا زندگی میکنید؟ مگه شما خوکین؟ بابا گفت برای همین این لجن رو برامون پختی؟ آنوک عصبانی بود، اما من دلیلشو نمی فهمیدم. اوایل هفته به هفته می اومد خونه ما. بعدها هر وقت عشقش می کشید می اومد. خیلی وقتا هم با ما غذا می خورد. مدام با ما جر و بحث می کرد. از ما ایراد می گرفت. می خواست ما رو تغییر بده. به عنوان اولین قدم سعی کرد ما رو گیاهخوار کنه. بعد هنر درمانی، تولد دوباره، ماساژ درمانی. حتی ما رو با خودش می برد تئاترای بی سر و ته. آنوک همه چیز بابا رو زیر سوال می برد. از گوز کردن تا اصلاح بی‌دقت صورتش. همیشه ایراداشو با این سوال شروع کرد. می دونی مشکل تو کجاست؟ بابا معمولا جواب ایرادشو نمی گفت. حتی یه بار داستان زندگیشو برای آنوک تعریف کرد. آنوک گفت می دونی مشکل تو کجاست؟ تو تکرار مکررات می کنی. اون دوست چاپلوست ادی هم دائم کارای تو رو تایید می کنه. آنوک مرتب روی افکار و اعتماد به نفس بابا اسید می‌ریخت. از طرفی بابا دوباره حساب بانکیش چاق شده بود. برام 3 تا ماهی قرمز خرید، اما ماهی از گرسنگی مردن. من یه هفته خونه دوستم بودم. بابا یادش رفته بود به ماهی‌ها غذا بده. ماهی‌ها گرسنه شده بودند، اما مثل ما آدما به هم نوخاری رو نیاورده بودند. ماهی‌ها آروم آروم مرده بودند. یک سال از استخدام آنوک می گذشت. تهیه کننده قصد داشت داستان زندگی عموتری رو بسازه. پیشنهاد پول خوبی هم داده بود. بابا خوشحال استقبال کرد. آنوک گفت می دونی مشکل تو چیه؟ تو همیشه زیر سایه برادرت زندگی کردی. همین شد هفته بعد که نویسنده اومد درباره عموتری سوال کنه بابا پرتش کرد بیرون. آنوک همون شب گفت میدونی مشکل تو چیه؟ تو متعصبی، رو همه چی تعصب داری، خودت اینو نمیفهمی. آنوک مشکلات ما رو پیدا میکرد و روش تاکید میکرد، اما هیچ راه حلی برای رفعشون نمیداد. ما هم عملا نمیدونستیم باید چه غلطی بکنیم. بابا واقعا یه مرگش بود، مدام گریه میکرد. صدای هق هقش رو از پشت دیوار میشنیدم. چرا گریه میکرد؟ به عمرم صدای گریهشو نشنیده بودم. هر شب بعد کار و هر روز قبل کار گریه میکرد. در باز کردم و گفتم بابا. بابا با سردی بهم گفت میشه یه لطفی در حقم بکنی جسپر؟ فکر کن یتیمی. در بستم و رفتم تو اتاقم. فکر کردم یتیمم.
خیلی هم بد نبود. بابا هر شب میرفت بیرون، نزدیک صبح برمیگشت. یه ماه بعدش عجیب ترم شد. میامد بالا سرم، نگام میکرد. میگفت میخواد کتاب بخونه، اما از لابلای صفحه های کتاب به من خیره میشد. بعد شروع کرد به دل دزدی از فروشگاه و باز شروع کرد به گریه کردن. نمیدونستم چه مرگشه. بعد دوباره خیره شدنش به من. چند هفته بعد من و بابا آنوکو بردیم فرودگاه. میخواست چند ماه بره سفر. ازش خواهش کردم نره. گفتم من و با بابا تنها نگذار. اما آنوک عذرخواهی کرد و من و با بابام تنها گذاشت. بابام هم هر روز وضعش بدتر میشد. گریه میکرد، دزدی میکرد، نصف شبا منو تماشا میکرد. ادی اومد. ادی هم راه حلی برای بهتر شدن حال بابا پیدا نکرد. یه روز یه زن با پلیس اومدن خونمون. بابا تصادف کرده بود. تو بیمارستان بستری بود. من هنوز 16 سالم نشده بود. برای همین دولت وظیفه داشت سرپرستی منو به عهده بگیره. مجبورم کردن باهاشون برم. بابا بهشون گفته بود اسم من کسپر، همون شخصیت خیالیش. بابا با ماشینش رفته بود تو کلوپ خودش، همون کلوپی که توش کار میکرد. ظاهرا بابا دیوانه شده بود. حالا هم تو تیمارستان بود. راستش تعجب نکردم. منم بردم به یتیم خونه. یتیم خونه یه خونه آجوری بود، یه خونه عادی. بچه های زیادی تو یتیم خونه بودن. بچه هایی که زندگی هاشون تراژدی های وحشتناکی داشت. به ادی زنگ زدم، اما ادی نمیتونست قیم من بشه. از مهلت ویزاشم گذشته بود، اقامتش هم غیر قانونی بود. آنوکم مسافرت بود. گوشی رو گذاشتم یه گوشه تاریک، رفتم تا گریه کنم. تا حالا اینقدر با آینده بدبین نشده بودم. تمام شب نخوابیدم. روز بعد به عیادت بابا رفتم. هیجان زده بودم. تا حالا تیمارستان نرفته بودم. دوست داشتم ببینم چجوری قاشقای چوبیشون رو به بشقاباشون میزنن. اما توی تیمارستان جیغ‌های دیوانه‌وار شنیدم. مریضای با زبونای آویزون، بیمارایی که بی هدف تلو تلو می‌خوردن، روپوشای سفید و شلوول پرستارا. به پرستار گفتم جسپر دین برای ملاقات مارتین دین. پرستار گفت نسبتی داری؟ وقتی حرفی نزدم گفت الان زنگ میزنم دکتر. دکتر اومد. بابا با هیچ کس حرف نزده بود. داخل اتاق بابا یه تخت بود، یه میز و لقمه های نجویده ی قضا. بابا پشت به ما وایساده بود. وقتی صداش زدم برگشت. با دیدنش ناله کردم. استخونای صورتش بیرون زده بود. آروم تو گوش بابا گفتم بابا از اینجا بیا بیرون. بابا منو بردن یتیم خونه، وحشتناکه. بابا هیچی نگفت. چند تا کتاب معما دادم به بابا. بابا مشغول حل اولین مارپیچ شد. به بابا گفتم ادی گفت هر وقت اومدی بیرون میتونی برگردی سر کارت. اما بابا به ادی فحش داد. دوباره تو گوش بابا گفتم بابا از اینجا بیا بیرون. بیرون خیلی خطرناکه. تو یتیم خونه یه یاروی به هم نظر داره. بابا بازم حرف نزد، فقط اخ میکرد. نه به خاطر دروغ بدی که گفتم، به خاطر معمای سختی که حل میکرد. بابا نتونست معمای آخری حل کنه. یهو عصبانی شد، از جاش بلند شد، صندلی رو برداشت و برد بالا سرش. بعد نگهبانا اومدن، عین فیلما بود. یکیشون بابا رو گرفت، یکیشون من از اتاق بیرون کرد. هنوز بابا رو از پنجره کوچیک اتاقش میدیدم. خشم شدید بود. داد زدم نمیتونین اینجا نگهش دارین. از زمین زمان شاکی بودم. دویدم توی راه رو، تو سالن انتظار. مامورای یتیمخونه منتظرم بودن. یواشکی سر خوردم تو آسانسور و رفتم خونه. باید علت جنون بابا رو پیدا می کردم تا بتونم راه درمانش رو پیدا کنم. تو آپارتمان دنبال آخرین یادداشت‌های بابا گشتم. رو تخت بابا دراز کشیدم. یه چیزی رفت تو سرم. بالش رو تکون دادم. یه دفترچه سیاه افتاد بیرون. سفر تو ذهن بابام خطرناک بود. باید هین خوندن روش دفاعیم می داشتم. باید نوشته های بابا رو با نگاه طنز می خوندم. شروع کردم. یادداشتاش پر از ملال بود و خستگی.
تو دفترچش راجب منم نوشته بود. نوشته بود: بیچاره جسپر، هر شب خوابیدنشو تماشا میکنم، نمیدونه دنیا چقدر بیخوده، شاید باید با هم بمیریم. تقریبا همه جای دفترچه از تمایلش به پنهان شدن حرف زده بود، میل به تنهایی، انزوا. نوشته بود به یه فکر تازه نیاز داره، باید چهره این کشور رو تغییر بده. دفترچه رو بستم. برای اولین بار میدونستم میخوام چیکار کنم. سوار اتوبوس شدم، رفتم خونه ادی. ادی درو باز کرد. یه راست رفتم سر اصل مطلب. تو چرا همیشه با بابام خوب بودی؟ چرا همیشه بهش پول قرض میدادی؟ پرسیدم: چرا همیشه از ما عکس میگیری؟ از ما چی میخوای؟ هیچی نمیخوام. پس فقط برای دوستی؟ معلومه. پس اگه 1,000,000 دلار بخوام حاضری به ما بدی؟ شاید 1/6. یعنی حاضری 1/6,000,000 دلار رو به هم بدی؟ اگه به درد خودت و پدرت بخوره، آره. با خوشحالی از خونه ادی رفتم تیمارستان. بابا رو به تخت بسته بودن، نگاش کردم، خم شدم، سرم رو روی شکمش گذاشتم و خوابیدم. وقتی بیدار شدم بابا انگار با خودش حرف میزد. بابا گفت: جسپر، ما باید دنیا رو بر اساس طراحی خودمون بسازیم، دنیایی که کسی نتونه بیاد توش. گفتم: عالیه. بابا تصمیم گرفته بود یه خونه بسازه. هر روز درباره ساخت خونه جدید حرف می‌زدیم. بابا میگفت: تو تنه یه درخت زندگی می‌کنیم. بهش میگفتم: بیا یه خونه عادی داشته باشیم. میگفت: خیلی خوب، قبول. یه خونه عادی مکعبی یا یه خونه عادی استوانه‌ای؟ میگفتم: باشه، بیا راجب سقف حرف بزنیم. سقف بلند دوست داری یا کوتاه؟ معلومه کوتاه. چرا از سقف کوتاه خوشت میاد؟ همه کسایی که میخوان خودشونو دار بزنن از سقف کوتاه خوششون میاد. بابا مدام پیشنهادات پرت و پلا میداد. بابا دیگه از کنترل خارج شده بود. تصمیم گرفتم نقشه یتیم موقتی رو بازی کنم. برای همین برگشتم خانه کودکان از دست رفته. کار عاقلانه همین بود. تازه مجبور بودم برگردم مدرسه. مدرسه کابوس بود. از همه بدتر تلفن‌های بابا به یتیم خونه بود. الو جسپر، به نظرت یه خونه راحت برای خودمون طراحی کنیم، ولی برای مهمونامون ناراحت باشه، برای اینکه زود پاشن برن. بابا هر بار انقدر پیشنهادات مزخرف میداد که مجبور میشدم گوشی رو بگذارم. هر راهی بابا میرفت فقط خرابی داشت. یه روز رفتم ملاقات بابا. بابا یه کاغذ داد دستم. روی کاغذ طراحی یه خونه بود. یه خونه کاملا عادی، یه خونه بی اندازه معمولی. نه خندق بود، نه میدون گاوبازی. احتمالا براش دوران سختی بود، دورانی که تقلا می کرد خودشو عادی نشون بده. بابا بعد از 4 ماه مرخص شد. با هم رفتیم خونه ادی. بابا از ادی پول گرفت، گفت بهش پس میده. وقتی از خونه ادی اومدیم بیرون، بابا طرح خونه رویاییش رو جر و واجر کرد. بابا سرشون رو کلاه گذاشته بود. پس نقشه واقعی کجا بود؟ بابا قصد نداشت خونه بسازه، میخواست خونه بخره. گفتم: باشه، عالی، حرف نداره، بابا یه خونه میخریم. بابا با غرور لبخند زد و گفت: یه خونه میخریم و بعد تو یه مارپیچ پنهونش میکنیم. یه روز بعد از ظهر رفتیم خونه ببینیم. مسیر خونه جاده خاکی و پرپیچ و خمی بود. از جنگل سوخته‌ای گذشتیم. زندگی تو طبیعت مثل زندگی تو منطقه جنگیه. شیب زیاد، صخره‌های بزرگ. وقتی زمین رو بررسی میکردیم گم شدیم. بابا این اتفاق رو به فال نیک گرفت. خودش همونی که میخواست. بدبختانه اصلا خونه رو نگاه نکرد. خونه قدیمی بود، پر از سوراخ سنبه. آشپزخونهش بوی توالت میداد، پله‌هاش جیر جیر میکرد. بابا همون روز رفت محضر رو بدون وقت تلف کردن کارگر آورد. بابا کلی مارپیچ تو خونه درست کرده بود. مارپیچ تو مارپیچ. کارگرها تو هزار توها گم میشدند.
ادی وقتی کارگرای عصبانی رو پیدا میکرد ازشون عکس میگرفت. خونه کم کم آماده شد و ما از پاپ کشی کردیم. آنوک از سفر برگشت. از اینکه این همه اتفاقو از دست داده بود عصبی شد، ولی برگشت سر کارش. یه شب پدرم اعلام کرد دیگه نمیخواد کار کنه. پرسیدم پس چجوری زندگی کنیم؟ نگرانش نباش، ادی برای پولش عجله ای نداره. جای دستمزد آنوک هم اتاق پشتی رو بهش میدیم تا کارگاه مجسم سازی را بندازه. غذا چی؟ چی بخوریم؟ خودمون غذا کشت میکنیم. استیک؟ قراره استیک بکاریم؟ دارم به تمیز کردن برکه فکر میکنم. توش چند تا ماهی میندازیم. بابا سه تا ماهی ژاپنی داخل برکه انداخت. یکی دو ماه بعد بابا کلور ریخته بود تو آب. وقتی به داد ماهی ها رسیدیم که دیگه دیر شده بود. ستایی بالا سر ماهی های مرده وایسادیم. آنو گفت میدونی مشکل تو چیه؟ بابا با صدای ملایم گفت آره گمونم بدونم. یه شب من و بابا رفتیم رستوران. وقتی نشستیم بابا پرسید از مدرسه چه خبر؟ خبری نیست. بابا نامی انداخت روی میز. نامه از طرف مدیر مدرسه بود. راجب مزاحمتم توی قطار و همینطور تصمیمم برای ترک تحصیل. زیر نگاه های بابا آب می شدم. گفتم من دیگه بر نمی گردم مدرسه. می خوای چی کار کنی؟ بالاخره یه فکر می کنم. باید مدرسه رو تموم کنی. تو خودت هم مدرسه رو تموم نکردی. میخوام بزنم به جاده. بابا طرفم خم شد و گفت اگه میخوای بزنی به جاده بذار بهت یه هشدار بدم. اسمشو بذار هشدار جاده. بابا حدود 40 دقیقه دوباره درس فلسفه داد. آخر سر گفت انکار مرگ باعث مرگ زودرس میشه. بعد بی حرکت نشست. منتظر بود حرفاشو تایید کنم. هیچی نگفتم. گاهی وقتا هیچی قد سکوت نیشدار نیست. یه دفعه دستمالشو پرت کرد توی صورتم و داد زد میدونی چیه؟ من دیگه از تو دست میشورم. منم گفتم باش، فقط صابون یادت نره. ترک تحصیل اولین نبرد رابطه ما بود. لابد میپرسید من برای چی ترک تحصیل کردم. به خاطر خودکشی. مدرسه ما نزدیک ساحل بود. تقریبا هر 9 ماه یک بار یه نفر میپرید تو آب. یه روز تو مدرسه برای معلممون آقای وایت انشا نوشتم. تو انشام هملت اثر شکسپیر رو اراجیف محض معرفی کردم. گفتم هملت به خاطر تردید بودن یا نبودن تو کل نمایشنامه فقط وراجی کرده. آقای وایت هم بهم صفر داد. پسر آقای وایت بغل دستی من بود. اول هر جلسه آقای وایت حضور غیاب میکرد. بعد مجبور بود اسم پسرشو بلند بخونه. واقعا چقدر مسخره. یه پدر قطعا میدونه پسرش تو کلاس هست یا نه. بیچاره پسرش برد. بیچاره آقای وایت. آقای وایت چطور میتونست هر روز تظاهر کنه قیافه پسرشو نمیشناسه. اشتباه بزرگی کردم و ماجرای انشامو برای بابا تعریف کردم. بابا اومد مدرسه و رفت تایی کلاس. خودشو به زور پشت یه نیمکت جا داد. وقتی آقای وایت برگشت جا خورد. به پدرم چشم قره رفت. انگار میخواست یکی از شاگرداشو که وسط کلاس دوچار پیری زودرس شده بود توبیخ کنه. سرتونو درد نمیارم. بابا هر چی میتونست بار آقای وایت کرد. از اینکه سیستم آموزشی پوسیده است، اعتقادات کهنه داره، یک ترسو و مقلده، بی سواده. به برت نگاه کردم. برت هم به من نگاه کرد. به هم لبخند زدیم. این شروع دوستی ما بود. برت یکم لکنت داشت. یه روز موقع نهار برت موقع فرار از دست هریسون قلدر مدرسه خورده بود زمین. از دهنش خون می اومد. دندونای جلوش پرت شده بود رو آسفالت. دندوناشو برداشتم. قشنگ معلوم بود داره زور میزنه گریه نکنه. بهش گفتم لبخند بزن، انگار هیچی نشده. برت خندید. منم زدم زیر خنده. یه توپ فوتبال پرواز کنان اومد سمت برت. هریسون بود. دهنتو وا کن، میخوام بره تو دروازه. داد زدم واقعا این کارت لازم بود؟ هریسون اومد و رو سرم سایه انداخت. هریسون گفت به نظرم قیافه مسخره‌ای داری.
یاد حرف پدرم افتادم. بهترین راه سردرگم کردن دشمن توهین روی توهین گذاشتنه. گفتم من کوتولم هستم. پرسید چرا اینقدر احمقی؟ نمیدونم. هر وقت فهمیدم چرا اینقدر زشتم به حماقتم هم فکر میکنم. برت زود ماجرا دستش آمد. به من گفت من از تو زشترم. تازه دست و چشمم هم با هم کار نمیکنن. گفتم من پشتم پر جوشه. راست میگی. منم. هریسون هاج و واج ایستاده بود، نمیدونست چی بگه. نگاش کردیم و زدیم زیر خنده. هریسون آمد طرفم و هولم داد. با صورت خوردم زمین. برای دومین بار با پیراهن سفید خونی برگشتم خونه. چند هفته بعد رفتم خونه برت. با هم کیک درست کردیم. مشغول خوردن بودیم که لای در باز شد. آقای وایت اومد تو. برت گفت این جسپر دینه. سلام آقای وایت. بابا چطوره جسپر؟ گفتم میدونی چطوریه دیگه. آقای وایت لبخند زد و رفت طبقه بالا. چند روز بعد اتفاق بدی افتاد. تو زنگ تفریح یکی فریاد کشید پرید، یکی پرید. صدای زنگ مدرسه قطع نمیشد. همه دویدیم سمت صخره ها. رسیدیم لب صخره پایین رو نگاه کردم. امواج به صخره ها میکوبید. جسد معلوم بود، جسد برت بود. آقای وایت مثل بقیه ما لب صخره وایساده بود و تلو تلو میخورد. خیلی وحشتناک بود. راستش من اهل خودکشی نیستم. عادت دارم فکر کنم همه چی خیلی بهتر میشه، حتی موقعی که همه چی بدتر و بدتر و بدتر میشه. روز تدفین برت هوا آفتابی بود. بیشتر دانش آموزا اومده بودن. بیشتر بچه ها وقتی برت زنده بود حتی به سلام هم نمی کردن. ولی حالا برای خداحافظی باش صف کشیده بودن. برت در جواب هملت به بودن یا نبودن به راحتی گزینه نبودن رو انتخاب کرده بود. آشفته بودم. حضور برت رو تو کل مدرسه احساس می کردم. مدرسه برام جای سختی شده بود. بعد از ظهر روز خاک سپاری پستچی بسته برام آورد. نامه کوتاه از طرف برت بود. داخل نامه یه گل سرخ بود. نوشته بود جسپر عزیز، یه دختر قد بلند با موهای قرمز تو مدرسه مونه. یه سال از ما بالاتره. اسمشو نمیدونم، اما بعد جور عاشقش شدم. حتی یه بارم باش حرف نزدم. لطفاً این گل سرخو بهش بده. بهش بگو خیلی دوستش داشتم. نامه رو تا کردم، انداختم داخل کشو. گلو روی سنگ قبر خودش گذاشتم. برای چی باید ذهن یه دختر رو درگیر کسی که مرده بود می کردم؟ کنجکاو بودم دختر رو ببینم و متاسفانه پیداش کردم. چطور تا اون موقع ندیده بودمش؟ یه روز دختر مو قرمز رو تعقیب کردم. بعد از مدرسه رفت ایستگاه قطار. ای کاش براش اتفاق بدی می افتاد تا نجاتش می دادم. برای یه لحظه اتفاق غریبی افتاد. نگاهمون به هم افتاد و خیره شد. بعد تو یه ثانیه دیگه برگشت و دوباره به حالت اول در اومد. رفتم سمت یه تلفن عمومی، علکی شماره گرفتم، سرم رو تکون دادم و بلند خندیدم. بعد خیلی عادی برگشتم تا ببینمش. پشتش به من بود. احساس کردم غرورم رو با تیغ خراش دادم. وقتی قطار رسید همه صف کشیدیم. تو واگن آخر هم همه بود. جمعیت‌های کوچک دایره‌وار دور هم وایساده بودن. دایره آدم‌ها یعنی خبر بد. صدای خنده شنیدم. این یعنی یه نفر داشت رنج میکشید. دلم برای یه نفر سوخت. جمعیت رو کنار زدم. آقای وایت بود. دانش آموزا کلاش رو قاپیده بودن و دست به دست میکردن. میخواستن بهش نشون بدن اینجا قدرت دست کیه. آقای وایت سعی میکرد کلاش رو پس بگیره. داد زدم هی! همه نگام کردن. کلاه دست دختر مو قرمز بود. هی گفتن من قهرمانانه تعبیر نشده بود. فکر کردن یعنی هی کلاهو برام پرت کن. دختر مو قرمز
کلاه رو برام پرت کرد. کلاه خورد به صورتم، افتاد روی زمین. آقای وایت با قدم های سنگین رفت طرف کلاهش. دخترمون قرمز داد زد: جسپر برش دار. خدایا اسم منو بلد بود، اسم منو بلد بود. مثل دیوونه ها دویدم طرف کلاهو برداشتمش. آقای وایت ایستاد، دختر جیغ کشید: پرتش کن بیرون. من تلسم شده بودم، لای در رو باز کردم. حالم بد شد، بد. اینقدر از خودم بیزار نشده بودم. چرا داشتم این کار رو میکردم؟ نکن جسمر، نکن. ولی کردم. کلاهو ول کردم، باد بردش. صبح روز بعد دوباره فریاد بلند شد: یکی پرید. دویدم بیرون. زنگ خودکشی بود. فکر کنم اولین مدرسه ای کشور بودیم که همچین زنگی داشت. من حس بدی نداشتم، بدترین حس رو داشتم. آقای وای تو دیدم، موجها می کوبیدنش به صخره. خدایا من تو این خودکشی نقش داشتم. بعد از ظهر مدیر از من خواست تو مراسم تدفین آقای وایت سرود بخونم. من به عنوان یک قاتل در مراسم تدفین قربانی سرود مذهبی میخوندم. احتمال دادم این یه جور مکافات هوشمندانه باشه. صبح روز تشییع دوباره به دفتر مدیر احضار شدم. دختر مو قرمز تو دفتر بود. یه زن میان سال لاغرم تو دفترش نشسته بود. مدیر گفت: شما دوتا چی داریم بگین؟ گفتم: این دختر گناهی نداره، همش تقصیر من بود. مدیر گفت: کارت غیر قابل بخششه. میدونم، برای همین لازم نیست منو اخراج کنید، خودم دارم میرم. مدیر لبشو گاز گرفت. گفتم: هنوز میخواین موقع تدفین سرود بخونم؟ مدیر با لحن سرد و جدی گفت: بله. مراسم تدفین تموم شد و من دعا خوندم. این کل ماجرای ترک تحصیل من بود. حالا باز میپرسید چرا؟ یه روز غروب بابا با لبخندی پرغرور اومد تو اتاقم. میخواست منو از خونه بیرون کنه. بهش گفتم باشه، اما دوست ندارم تا آخر عمر تنها غذا بخورم. از صدای به هم خوردن قاشق و چنگال توی خونه خالی هم میترسم. بابا گفت: نگران نباش، تو همین زمین برات یه کلبه درست میکنم. گفتم: کلبه؟ ما بلد نیستیم کلبه بسازیم. بابا گفت: اینترنت. از وقتی اینترنت اومده هر اولاغی کلبه، موتور، ماشین میسازه. حتی مردم تو وان حموم خونهشون جراحی میکنن. درخت رو قطع کردیم. هنوز از مدرسه بیرون نیومده مشغول حمالی شدم. کار درست کردن کلبه خوب پیش میرفت. تو این مدت برای کار رفتم توی شرکت تبلیغاتی. از شغلم متنفر بودم. شبی که ساخت کلبه تموم شد با پدرم روی ایوان نشستیم. یه ستاره دنباله دار دیدم. تو دلم دختر مو قرمز رو آرزو کردم. بابا انگار ذهنم رو خونده باشه به هم گفت: عاشق شو جسپر، هیچ لذتی بالاتر از عشق نیست. همون شب یه نامه حق و سکوت عالی برای دختر مو قرمز نوشتم. نوشتم: به مدیر میگم تمام ماجراهای قطار زیر سر تو بوده. اگر میخوای این کارو نکنم باید تنها ببینمت. تو پی نوشتم اگه نیای فکر نکن مثل احمقا صبر میکنم، ولی اگه بیای هستم. سه خط نامه نوشتم، 28 صفحه پی نوشت داشت. نامه رو انداختم تو صندوق پست. 5 دقیقه بعد نزدیک بود موقع درآوردنش دستم بشکنه. یه روز تو خواب عمیق بابا صدام زد: جسپر مهمون داری. صداش خنده‌دار شده بود، مؤدب شده بود، انگار یه خبرایی بود. رفتم بیرون، دختر مو قرمز کنار بابا بود. یخ زدم. دختر گفت: سلام. صداش پشتم و لرزون. دختر پرسید: واقعا همینجا زندگی میکنی؟ چرا نکنم، خودم ساختمش. زخمی که موقع ساختن پنجره برداشته بودم نشونش دادم.
نشون دادن زخم حس خوبی به هم داد. زخم مردونه. مقرمز گفت الان چی کار میکنی؟ کار پیدا کردم. بر نمیگردی مدرسه؟ چرا باید برگردم؟ دیپلم چیزه به درد بخوریه ها؟ اگه از بریده شدن دست با کاغذ خوشت بیاد، آره، به درد بخوره. یه نصف لبخند تحویلم داد. نصفه دیگش بود که نگرانم میکرد. برای اینکه سر حرفو باز کنم گفتم تو یه آدمو هول دادی سمت مرگ. مو قرمز گفت مطمئنم نمیخواستی اینو به هم بگی. گفتم میخوای تو هزار توهای من قدم بزنی؟ رفتیم بیرون. نهر رو تا جایی که به رود میریخت دنبال کردیم. یه سنگ برداشتم و پرتاب کردم. به سطح آب خورد. کارم زیاد با نمک نبود. دختر گفت من دیگه برم. بهش گفتم بیا باید یه غار بهت نشون بدم. به سمت غار رفتیم. انگار کمی نگران بود. مو قرمز گفت تو غار چه خبره؟ گفتم میخوام نقاشی‌های روی دیوار غار رو بهت نشون بدم. ببین. مو قرمز گفت اینا واقعی هن؟ آره چند هفته پیش خودم کشیدمش. پس چرا اینقدر حالت گرفته است؟ آخه باید 50,000 سال پیش میکشیدمشون. همون لحظه نگام کرد. یه جور خاصی نگام کرد. نگاهی که باعث جرقه رابطه ما شد. یه روز مو قرمز خودکارش رو دفترچش فشار میداد ولی چیزی نمی نوشت. مو قرمز گفت یه دوست قدیمی میخواد باهات حرف بزنه. خوشم نیومد. از دوستای قدیمی و اتفاقی خوشم نمیاد. مو قرمز گفت دوستم فکر میکنه تو میتونی شغلشو نجات بدی. شغلش؟ من؟ چطوری؟ نمیدونم. چرا باهاش قرار نمیذاری خودت بفهمی؟ نه ممنون. حالش گرفته شد. روش از من برگردون. گفتم حالا بهش فکر میکنم. اون موقع فکر میکردم چنان به هم بسته شدیم که اگر بخوان از هم جدامون کنن شاید دست یکی از ما کنده بشه. زنگ زدم به دوستش. با هم قرار گذاشتیم. برایان حدوداً 50 سالش بود. برایان گفت تو نمیدونی من کیم؟ تلویزیون نگاه نمیکنی؟ اسم من برایان سینگره. قبلا تو شبکه 9 تلویزیون بودم. خبرنگار مسائل اجتماعی. گفتم خب. برایان گفت من اخراج شدم. این چه ربطی به من داره؟ اگه من یه داستان عالی داشته باشم دوباره استخدام میشم. خب پدر تا حالا راجب برادرش با کسی صحبت کرده؟ خدای من اگه بتونم داستان تریدین رو بهش گفتم گوش کن بابای من دوست نداره در مورد برادرش حرف بزنه. فهمیدی؟ یعنی نمیتونی؟ نه نمیتونم. برگشتم خونه. از تو آشپزخونه صدای پچ پچ میومد. ادی و آنوک یواشکی با هم حرف می زدن. آنوک خیلی آهسته گفت بابا دوباره افسرده شده. از لای در بابا رو نگاه کردم. بابا همیشه همین جوری منزوی بود. پرسیدم رو چه حسابی میگی؟ آنوک گفت دوباره گریه میکنه. مدام گریه میکنه. ادی با جدیتی غیر منتظره گفت تو باید بیشتر با پدرت حرف بزنی. گفتم الان نه و رفتم. افسردگی پدرم باید چند روز منتظر میموند. فعلا میخواستم کتاب راهنمای تبهکاری هری رو بخونم. فهرست کتاب رو نگاه کردم. فصل 17 چشمم رو گرفت. اسم فصل بود عشق بدترین خبرچین است. همه ی فصل رو خوندم. خلاصش همون یه جمله بود. عشق بدترین خبرچین است. کتاب رو بستم و آروم خوابیدم. یه دفعه هراسون از خواب پریدم. من هیچ وقت به مو قرمز نگفته بودم عمومم تریدین بوده. به برایان زنگ زدم. ازش پرسیدم از کجا میدونست من برادرزاده تریدینم. گفت مو قرمز بهش گفته. تا مو قرمز رو دیدم سرش داد زدم. چرا به هم دروغ گفتی؟ مو قرمز گفت تو با هم رو راست نبودی. تو به من نگفتی عمو تریدینه. چرا باید میگفتم؟ من تو عمرم ندیدمش. مال خیلی وقت پیشه. اون موقع من منفی 2 سالم بوده. مو قرمز گفت پس بیا از این به بعد با هم رو راست باشیم. گفتم باشه. هرچند من هیچ وقت از نظر مو قرمز به اندازه کافی رمانتیک نبودم.
از طرفی من و بابا هر روز با هم غریبه تر می شدیم. این روند از ترک تحصیلم شروع شد و مدام بدتر می شد. بابا بی خبرتر از قبل دوباره به آغوش افسردگی برگشته بود. مو قرمزم با هم خیلی گرم نبود. سرمو تو بالش کردم و داد زدم من دیگه عاشق نیستم. هم موقعی که پشت در گفت ناک ناک، از کوره در رفتم و داد زدم وان است و پشت در رو بگو ناک ناک، اگه زنگ داشتیم وای میستادی و میگفتی زینگ. آنکه من تو گفت چه مرگته؟ گفتم خوبم، میخوام در مورد افسردگی بابات باد حرف بزنم، حوصله ندارم. من میدونم چجوری باید زندگی باباتو درست کنم. فکر طلایی رو پیدا کردم. چجوری؟ باید بریم یکی رو پیدا کنیم. چی رو پیدا کنیم؟ لبخند زد و گفت یه آدم طلایی با یه گوش طلایی. منظور آنوک آرنولد هابس بود، پولدارترین آدم استرالیا. خیلی از روزنامه ها و مجلات، حتی چند تا از شبکه های تلویزیونی مال هابس بود. آنوک روزنامه رو به هم نشون داد. امشب آرنولد و پسرش اسکار میان کازینوی سیدنی. خب باید راضیشون کنیم بیان اینجا. آخه چرا ثروتمندترین مرد استرالیا باید بیاد دیدن فقیرترین مرد استرالیا؟ منطق فایده‌ای نداشت. این نقشه آنوک بود، منم باید کمکش میکردم. صبح رفتم دنبال آنوک، بعدش با هم رفتیم سمت کازینوی سیدنی. مرد 70 ساله‌ای با عینک 4 گوش ظریف پشت میز نشسته بود. مرد آرنولد هابس بود، پسرش اسکار هم بود. از آنوک پرسیدم حالا چیکار کنیم؟ آنوک گفت باید از دو طرف حمله کنیم. یکی بابا هر رو بگیره، یکی پسره رو. من بابا هر رو انتخاب کردم. میخواستم یه چیزی ازش بپرسم. آنوک قبول کرد. رفتم سمت میزی که رینولد هابز پشتش گوز کرده بود. صندلی خالی پیدا نکردم. وایسادم. مأمور حراست با شک به هم نگاه کرد. حبم داشت. گفتم ببخشید آقای هابز. آقای هابز آروم برگشت طرفم. انگار میگفت در حقت لطف میکنم، سرم رو بر میگردونم طرفت. آقای هابز گفت چیه؟ گفتم شما چند تا روزنامه دارین که توش اراجیف چاپ میکنین، مثلا همین ماجرای مرگ ورزشکاره. مأمور حراست دستشو گذاشت رو شونه هام. هابز اشاره کرد کاری با هم نداشته باشه. هابز گفت گوش کن بچه جون، مرگی ستاره برای فروش روزنامه لازمه. مأمور حراست دستمو کشید تا بیرونم کنه. داد زدم یه چیز دیگه. رینولد آه کشید و گفت زود بگو. پدرم میخواد شما رو ببینه. پدرت؟ مارتین دین. اسمشو نشنیدم. نگفتم مشهوره، فقط گفتم میخواد شما رو ببینه. برای این کار وقت ندارم. مأمور حراست منو به سمت در خروجی راهنمایی کرد. بیرون منتظر آنوک موندم. وقتی آنوکو دیدم خیلی تعجب کردم. آنوک از پله ها میامد پایین. تعجب کردم اسکار و رینولد هابز همراهش بودن. آنوک لبخند میزد. تو گوشش گفتم چه خبره؟ ابروهاشو بالا انداخت و گفت با ما میان خونه. من هابز و پسرش تو لیموزین سیاه و درازشون نشستن. وقتی رسیدیم خونه داد زدم بابا. بابا از تو اتاق داد زد برو گم شو. ریمون هابز و پسرش بی صدا با هم حرف زدن. آنوک گفت برو بیارش بیرون. رینولد و اسکار روی کاناپه نشستن، حتی حاضر نبودن به کوسنا تکیه بدن. به بابا گفتم رینولد و پسرش اومدن تو رو ببینن. داری سر به سرم میذاری؟ نه خودت بیا ببین. بابا خودش از روی تخت بلند کرد و بیرون نگاه کرد. همراه بابا رفتیم پیششون. بابا گفت سلام. رینولدز گفت برای شنیدن یه ایده بزرگ اومدیم اینجا، وقتمونو که تلف نکردیم. بابا گفت تلف نکردیم، به جون پسرم قسم تلف نکردیم. گفتم بابا. بابا گفت به من فرصت بدین نوشته هامو جمع و جور کنم. آنوک میشه چند لحظه بیای اینجا؟ بابا با آنوک رفتن تو اتاق. زمان دیر میگذشت. رفتم دنبالشون. آنوک نشسته بود و بابا روی دفترچه های سیاش خم شده بود.
بابا دیوانوار دفترچه ها رو ورق می زد. صحنه آزاردهنده‌ای بود. آنو گفت هنوز نتونسته ایده خوب رو پیدا کنه. گفتم تو به جون من قسم خوردی، یادته که؟ آنو گفت خیلی خوب باشه. بابا با یه بغل دفترچه رفت تو پذیرایی. من و آنو کم رفتیم دنبالش. دفترچه ها رو ورق می زد و آروم زیر لب نوچ نوچ می کرد. دفترچه دیگه ای برداشت. تخم چشماش هم عرق کرده بود. دفترچه سوم رو در آورد. یه دفعه رینولد بشکن زد. بشکنش جواب داد. بابا دیگه ورق نزد. اول هم صفحه‌ای که باز کرده بود و خوند. ایده ای برای رستورانی با تم آدم خاری. غذاها باید شبیه یکی از اجزای بدن انسان باشه. رینولد دوباره بشکن زد. بابا فکرش سر جاش نبود. فقط ایده ها رو قیمی کرد. یکی از یکی بدتر. رینولد بعد از شنیدن هر ایده آروم گفت بعدی؟ و بالاخره بابا ایده آخرشو گفت. تمام مردان و زنان و کودکان استرالیایی ثروتمند شوند. رینولد پرسید. چرا همچین اتفاقی باید بیفته؟ تا بابا خواست جواب بده رینولد گفت خیلی خوب مارتین، حرفاتو شنیدم، حالا میخوام تو هم حرفای ما رو بشنوی. باشه؟ باشه. ما میخوام یه برنامه یه تلویزیونی ویژه راجع به تریدین بسازیم، متوجهی؟ بابا با شنیدن اسم برادرش خوشگش زد. با ناراحتی گفت خب بسازین، من کسی جلوتونو گرفته؟ بدون همکاری تو نمیتونیم، خیلی چیزا نمیدونیم، برای همینم اومدیم دنبال تو. پس اینطور. آنوک دو قول رسانه‌ای را راضی کرده بود تا در مورد تریدین فیلم بسازن. مدت طولانی تو سکوت ترسناکی گذشت. اسکار وقتی دید پدرم حاضر نیست حرف بزنه رفت. بعد از رفتنشون بابا از تو خونه بیرون رفت و تو هزار تو گم شد. آنوک هم دنبالش تو هزار تو گم شد. وقتی تازه اومدیم تو این خونه بابا یه اتاق به آنوک داده بود. آنوک اتاق و کارگاه مجسمه سازی کرده بود. آخه آنوک یه جورایی هنرمند بود. مجسمه ساز. وقتی وارد اتاقش شدم رو تختش دراز کشیده بود. آنوک گفت وقتت آزاده؟ پرسیدم بابام با تو حرف میزنه؟ فکر میکردم بعد از اون اتفاق احتمالاً بکشدت. آنوک گفت آره حرف میزنه. پرسیدم حال بابا چطوره؟ آره حالش خوبه. تو وقتت آزاده؟ بیا بریم یه تئاتر ببینیم. من کار نور پردازشو انجام میدم. تئاترای آنوک هر ثانیه شکنجه بود. آنوک مسئول حرکت دادن نور موزعی نمایش بود. 40 دقیقه گذشت. برگشتم تا قیافه تماشاگرها رو ببینم. ظاهراً از نمایش لذت میبردن. یه لحظه فکر کردم شاید اشتباهی دیدم. اسکار هابز، پسر هابز، لبه ی صندلی نشسته بود. وقتی نمایش تموم شد، اسکار هابز از در پشتی زد به چاک. فردا به شکل غیر منتظری نقدی درباره تئاتر شب قبل چاپ شد. همه ی دستندرکاران نمایش جا خوردند. نقد صرفاً بر نورپردازی نمایش تمرکز کرده بود. عمیقاً دراماتیک، مالی خولیا و چشمگیر، شجاعانه و خیالی. هر کی نقد خونده بود میگفت این احمقانه ترین چیزی که تو عمرش خونده. همه عوامل کار به آنوک حمله کردن. آنوک گیج شده بود ولی من نه. من اسکار هابز رو توی سالن دیده بودم. نمیتونستم رازداری کنم. بنابراین حقیقت رو به آنوک گفتم. آنوک تعجب کرد و زیر لب گفت اسکار هابز از من چی میخواد؟ اسکار هابز عاشق شده بود. عاشق تفکرات آنوک. یه شب من و موقرمز بعد مدت‌ها با هم رفتیم کافه. شب شلوغی بود. موقرمز گفت میخوام باهات حرف بزنم. میدونستم چی میخواد بگه. تو وجودم یهو زمستون شد. موقرمز گفت فکر کنم بهتره دیگه همدیگر رو نبینیم. این تصمیمی که گرفتی به پدرم ربط داره؟ نه. شنیدم بابا باهات حرف زده. چی گفته؟ هیچی. نمیشه هیچی نگفته باشه. امکان نداره. امکان نداره بابا هیچ حرفی نزده باشه. نه میگم هیچ چی نگفته. خب پس چی شده؟ جسپر منو ببخش. هیچ چی نگفتم. از جام بلند شدم از کافه زدم بیرون. مقرمز صدام کرد. بر نگشتم. وقتی رفتم بیرون زدم زیر گریه. باورم نمیشد رابطمون تموم شده باشه.
مطمئن بودم کار باباست. حتما یه چیزی به مو قرمز گفته بود. دیگه نمیخواستم بهش اجازه بدم زندگیمو نابود کنه. مو قرمز رابطه‌شو با من قطع کرد. منم میتونستم رابطه‌مو با بابام قطع کنم. رفتم پیش بابا، درو باز کردم. آنوک کنارش بود. از نوع حرف زدنشون فهمیدم عاشق همدیگه شدن. جا خوردم. صبح روز بعد یه سویت پیدا کردم، یه اتاق و یه دستشویی. اجاره نامه رو امضا کردم، رهن و اجاره رو دادم و کلیدو گرفتم. یه وانت اجاره کردم، چیزایی به درد خور رو بارش کردم. بعد رفتم پیش بابا. بابا تو آشپزخونه وایساده بود. پرسیدم آنوک کجاست؟ نمیدونست. فکر کردم احتمالاً پیش اسکار هابزه. بابا گفت ببخشید، باید من و آنوک باید در مورد خودمون بهت میگفتیم. بهش گفتم مهم نیست، من دارم از این خونه میرم. تنش لرزید. دیدم تنش لرزید. با دیدن صورت غمگین و تنهاش یه دفعه همه ی نفرتم به هوا رفت. دلم به شکل غریبی براش سوخت. گفتم خب من دیگه باید برم. بابا گفت اونجا تلفن داره؟ گفتم وقتی وصل شد بهت زنگ میزنم. خدا حافظ. و من برای همیشه از پیش بابا رفتم. من از پیش بابا رفتم. سالها بعد وقتی دفترچه های سیاه بابا رو میخوندم، تمام بخش های زندگی بابا برام روشن شد. بخش هایی که از نگاه من مخفی بود. منم تصمیم گرفتم زندگی نامه پدرم رو عیناً براتون بنویسم. زندگی نامه‌ای با قلم و نگاه خودش. اینجوری قضاوت در مورد بابا منصفانه تر میشه. زندگی نامه مارتین دین، نوشته مارتین دین. تمام مشاهیری که زندگی نامه خودشونو می نویسن، خواننده هاشونو گول می زنن، بهشون دروغ می گن، اما من همچین کاری نمی کنم. من فقط حقیقت رو می گم. معمولا زندگی نامه رو از روز اول تولد می نویسن، اما زندگی من تا قبل از 40 سالگی هیچ ربطی به شما نداره. من از 41 سالگی زندگیمو می نویسم. 41 سالم بود، بیکار بودم، با پولی که دولت به پسرم میداد زندگی میکردم. هفته یک بار باید میرفتم سراغ بیمه بیکاری. من تو 1000 توی مسخره ای گیر کرده بودم. همه هنوز درباره برادر لعنتیم حرف میزدند. ادی به من پول قرض میداد. چرا به من پول قرض میداد؟ به این نتیجه رسیدم احتمالاً هدف پنهانی داره. احساس کردم ازش متنفرم. احساس کردم ادیم از من متنفره. از همه بدتر متوجه شدم علاقم به پسرم هم از دست دادم. دقیقا نمیدونم چرا. شاید چون پسرم شخصیت متفاوت و مستقلی پیدا کرده بود. اگه به جسپر اخم می کردم لبخند می زد. اگه بهش لبخند می زدم اخم می کرد. جسپر همه ی سعیشو می کرد تا آینه من باشه. یه جایی توی لحظه ای احساس کردم حالم خوب نیست. دلیلشو نمیفهمیدم. جایم هم درد نمیکرد. میدونستم دچار بیماری لاعلاجی شدم. احساس میکردم سرطان دارم. یه راست رفتم پیش دکتر. دکتر حدسمو تایید کرد. من مطمئن شدم سرطان دارم، سرطان ریه. از لحاظ روحی داغون شدم. کوچکترین چیزی اشکمو در می آورد. حتی با آگهی های تلویزیونی هم گریه میکردم. با خودم فکر کردم کی میمیرم؟ زندگی بعد از مرگم چه شکلیه؟ جهنم میرم یا بهشت؟ آیا حوریان منتظرن؟ ببین اصلا احتیاج به حوری نیست. یه زن زشت و چاقم باشه برام بسه. یه دفعه فکری به سرم زد. شاید باید خودم رو تو ملأ عام میکشتم. باید مرگو به یه هدف بزرگ و آرمانی پیوند میزدم. فردا صبح رادیو اعلام کرد نزدیک ظهر تظاهراتی اعتراضی تو این شهر برپا میشه. تظاهرات بابت افزایش حقوق معلمان دوره ابتدایی بود. آیا ارزش داشت آدم بابت همچی چیزی بمیره؟ ساکمو برداشتم، توش بنزین و چند تا قرص مسکن گذاشتم. میخواستم به مرگ کلک بزنم. وارد تظاهرات شدم. معترضا 40 نفری میشدن. چند تا فیلمبردار تازه کارم بودن. به هر حال توقع نداشتم یه خبرنگار کارکشته که تو جنگ ویتنامه ازم فیلمبرداری کنه. کنار دو تا زن عصبانی رفتم. مسکنا رو درآوردم. متوجه شدم یادم رفته بطری آب بیارم. رفتم کافه، یه لیوان آب خواستم. گارسون گفت باید غذا سفارش بدم. یه صبحونه مفصل سفارش دادم. خیلی خوردم، انقدر که خوابم گرفت.
قهوه دومو که سفارش دادم یه آدم معروف اون طرف خیابون رد شد. همون آدم معروفه یه دختر مو قرمز هم بود. خوب نگاه کردم، دختر رو شناختم. همون دختر مو قرمزی بود که پسرم دوستش داشت. عجب شانس مزخرفی. من میخواستم تو آرامش خودمو بکشم، حالا مجبور بودم درگیر همچین ماجرایی بشم. به شکل غریبی از این که دلیلی برای زنده بودن پیدا کرده بودم خوشحال بودم. برای آنوک ماجرا رو تعریف کردم. آنوک هم پیشنهاد داد با خود دختره صحبت کنیم. همون شب آنوک از رابطه های شکست خوردش برام گفت. آنوک دنبال یه رابطه خوب بود. به همین دلیل به من پیشنهاد آشنایی بیشتر داد، منم قبول کردم. احساس غرور می کردم. احساس جوونی. باورم نمی شد کنار آنوک باشم. ارتباط با آنوک واقعا زندگی منو نجات داد. بالاخره رازمو بهش گفتم. بهش گفتم دارم میمیرم. آنوک جیغ زد. آنوک گفت هزار تا درمان هست، حتما معالجه میشی. بهش گفتم ببین آنوک، من نمیخوام بقیه عمرمو صرف مبارزه با مرگ کنم. بعد از این گفتگوی کوتاه و قریب الوقوع در مورد مرگ دیگه هیچ وقت راجبش حرف نزدیم، هرچند میدونستم دائم بهش فکر میکنه. یه روز آنوک ازم پرسید میخوای بقیه عمرتو چیکار کنی؟ دفترچه هامو زیر رو کردم. میخوام آدمای پولدار رو با ایده هام شگفت زده کنم. قصد داشتم ایده هامو توی گوش طلایی زمزمه کنم. بعد یه شب جسپر به اتاقم آمد و خبر داد اسکار هابز و رینولد هابز تو خونن. منم دفترچه هامو برداشتم و ایده های مضحکمو براشون خوندم. اما رینولد هابز بهم گفت دلیل اومدنش برادرمه. بعد از رفتنشون عصبانی شدم. دلم میخواست زمان به عقب برمیگشت تا تو صورتشون تف کنم. اما همون موقع آنوک به سمتم اومد. دیدنش به من آرامش داد. چند روز بعد دختر مو قرمز رو دیدم. بهش گفتم با یه مرد معروف دیدمش. دختر مو قرمز ازم خواهش کرد به جسپر چیزی نگم. گفت اگه به جسپر نگم خودش از زندگی پسرم میره بیرون. اما جسپر بدون اینکه حقیقتو بدونه از من عصبانی شد و از خونه رفت بیرون. وقتی جسپر رفت من لبخند زدم. وزن لبخندمو حس کردم، بی اندازه سنگین بود. جسپر بهم گفت زنگ میزنه و رفت. من تنها شدم. وجودم به اندازه لبخند سیمانیم سنگین بود. باورم نمیشد پسرم از من فرار کرده. یه هفته بعد احساس کردم تو ابر متراکم و سیاهی گم شدم. چند روز بود از آنوک خبر نداشتم. تو کارگاه بین مجسمه هاش نشسته بودم که صدای آنوک اومد. فهمیدم تنها نیستم. سر اسکار هابز از لای در اومد تو. اسکار هابز میخواستی که از ایده های منو اجرایی کنه. ایده ثروتمند کردن مردم استرالیا. اما چرا؟ آنوک چه قولی به اسکار هابز داده بود؟ چاره ای نبود. من وقت نداشتم به این چیزا فکر کنم. خیلی زود وارد عمل شدیم. قدم اول تبلیغات بود. اسکار باهوش بود. کار علکی نمی کرد. عکس منو تو صفحه اول روزنامه چاپ کرد و زیرش نوشت این مرد می خواد شما رو ثروتمند کنه. زیر اسمم نوشته بود این مرد برادر تریدینه. از عصبانیت روزنامه رو پاره کردم، اما راه دیگه ای نداشتم. پس با اسکار ادامه دادم. قدم بعدی بررسی جزئیات بود. تمام جزئیات ایده بررسی شد. قرار شد هر هفته همه جمعیت 20 میلیونی کشور به آدرسی مشخص $1 پول بفرستند. بعد پول به 20 قسمت تقسیم بشه. اینطوری هر هفته 20 خانواده استرالیایی میلیونر می شدند. قرار بود این روند هر سال افزایش پیدا کنه و مردم به جای $1 $2 پرداخت کنند. همون شب سر و کله ادی پیدا شد. نشانه های نفرت رو تو صورتش نمی دیدم. شاید اینقدر تظاهر به دوست داشتنم کرده بود که دیگه یادش نمی اومد از من بیزاره. ادی پیشنهاد داد تو امور اجرایی کمکم کنه. منم قبول کردم. بار سنگینی از روی دوشم بر می داشت. روزنامه ها جزئیات طرح من رو شرح دادن. تو پایان هفته سیل سکه های $1 سرازیر شد. قرار شد برای مراسم افتتاحیه طرح مهمونی برگزار بشه. خیلی استرس داشتم.
شب قبل مهمونی جسپر به من زنگ زد، بهم گفت معلوم هست دارم چه غلطی میکنم. گفتم خوشم نمیاد پای تلفن حرف بزنم، بیا تا ببینمت. جسپر با عصبانیت گوشی رو قطع کرد. به ادی گفتم ادی، بین کسایی که قرار میلیونر بشن کسی از سیدنی هم هست یا نه؟ سه نفر. چطور؟ میشه پروندهشون رو بدی به من؟ پرونده رو گرفتم و رفتم دیدن آدمای خوش شانس میلیونر. اولی اسمش دنگ اگی بود، 28 ساله و متأهل. دنگ اگی با کیسه خریدش از تو خیابون میومد. رفتم جلو و خم شدم، تظاهر کردم از روی زمین 10 دلاری برمیدارم. گفتم این از دست تو افتاد. گفت مال من نیست. اینه، میلیونرای من باید فساد ناپذیر باشن. دومین میلیونر یه معلم اهل سیدنی بود. به عمرم زنی به این زشتی ندیده بودم. نزدیک بود با دیدنش بزنم زیر گریه. خیلی سریع سراغ میلیونر بعدی رفتم. پرونده سومو باز کردم. روی کاغذ نوشته بود خانم کارولین پاتس. نفسم بند اومد. شوهر روس کارولین یا مرده بود یا طلاقش داده بود. کارولین تو اروپا گم نشده بود، تو سیدنی زندگی میکرد، شاید سالها. خدای من، تو تاکسی بارها و بارها پرونده رو خوندم. شاید فقط یه تشابه اسمی بود. کارولین پاتس 44 ساله، کتابدار، مادر تری بیلتسکی. او خدایا، اسم پسرش گذاشته بود تری. وقتی در خونش رسیدم دیوانوار در زدم. کارولین طبق عادت قدیمی داد کشید. کارولین پیرتر شده بود اما از نگاه من زیباتر شده بود. درخشش قشنگی تو چشماش داشت. کارولین راجع به برنامه میلیونر کردنم خبر داشت. تازه آنوکم تو روزنامه ها کنارم دیده بود. بهش گفتم آنوک فقط خدمتکار ماست. کارولین از شوهرش طلاق گرفته بود، پسرش هم توی تصادف مرده بود. بهش خبر دادم برنده برنامه ما شده. ساعتها با هم حرف زدیم، قبول کردیم دیگه جوون و شاداب نیستیم، اما هنوز به هم نیاز داریم. قرار گذاشتم آشناییمونو تا بعد از مهمونی میلیونرها پنهان کنیم. با آنوک راجع به کارولین حرف زدم، بهش گفتم قراره با هم ازدواج کنیم. آنوک هیچی نگفت. سکوتش بیشتر معذبم کرد. تو شب مهمونی میلیونرها معرفی شدند. کارولین لباس سرخی پوشیده بود. کسایی که تو سالن بودن صدام کردن تا سخنرانی کنم. رفتم روی سکو، جسپر رو بین جمعیت دیدم. گفتم ببینید عوضی ها، الان شما ها منو دوست دارید اما ممکنه فردا ازم متنفر باشید. ولی گوش کنید، من میخوام نماینده مجلس بشم. من همیشه راستشو میگم. سخنرانی احمقانم تموم شد. همه هم منو دیوانه وار تشویق کردن. بعد سخنرانی من اسکار هابز خبر داد قراره با آنوک ازدواج کنه. کارولین وارد زندگیم شده بود. به شکل خطرناکی مبتلا به بیماری امیدواری شده بودم. شروع کردم به مبارزه با مرگ، جنگ علیه سرطان، شیمی درمانی و اشعه درمانی. سرمو تراشیدم تا کسی متوجه ریزش موام نشه. دوران سختی بود. حتی انتخاباتم به خاطر نمیارم. فقط یادم هست تو تمام شهر پوستر من نصب شده بود. نتیجه با اختلاف کمی پیروز شدم. مردم استرالیا جوان مردانه سکه های یه دلاری رو میفرستادن. تو مجلسم با تمام پیشنهادات من موافقت شد. تبهکارا به جای زندان میرفتن ارتش. کسانی که شعور داشتند تخفیف مالیاتی میخوردند. هر نوع مواد مخدری برای یک سال قانونی شد. ظاهرن شیمی درمانی خوب جواب میداد. ظاهرن مرگ عقب نشینی کرده بود و من بالاخره با کارولین ازدواج کردم. از بعد عروسی مدت‌ها جسپر رو ندیدم. جسپر هیچ وقت بهم تبریک نگفت، حتی بهم نگفت چرا ظاهرم اینقدر داغون شده. یه روز رفتم محل کار جسپر، بهش گفتم سرطان دارم. جسپر آب دهنشو قورت داد، خشکش زده بود.
بالاخره گفت بابا لطفاً آهسته و با درد نمیر، خواهش میکنم، خواهش میکنم به دست خودت بمیر. گفتم دارم بهش فکر میکنم. راحت شدم، اما از اینکه ناگفته ها رو به زبون آورده بودم دلم شکست. یه شب من و کارولین و جسپر با هم رفتیم بیرون، تو ماشین حرف میزدیم و میخندیدیم. تصمیم گرفتیم سفرمون رو با یه نوشیدنی تموم کنیم. رفتیم داخل همون کلوبی که یه زمان مدیرش بودم. پشت میز نشستیم. جسپر گفت خدایا یارو خدمتکاره رو ببین. خدمتکار رو یکی از میلیونرها بود. احتمال دادیم شاید همه پولاشو خرج کرده. بعد جسپر گفت صبر کن یکی دیگه هم هست. یه میلیونر دیگه آشغال میبرد بیرون. این یکی رو شخصا خودم میشناختم. دنگ اگی بود. حقیقت چی بود؟ میدونستم حقیقت چیه. ادی به ما نارو زده بود. چند نفر از آشناهاشو به کمک نقشه من ثروتمند کرده بود. ادی جوابی برای ما نداشت. به ما نگاه میکرد و با خونسردی چای میخورد. جسپر پرسید چه جوری این افتضاحو قایم کنیم؟ گفتم نمیتونیم. یاد حرف مادرم افتادم. من تو جاده ای افتاده بودم که هیچ راه برگشتی نداشت. خیلی زود رازمون برملا شد. روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی خرد و خمیرمون کردند، اما مشکل فقط این نبود. اخبار آخر شب اعلام کرد ماجرا خطرناکتر از این حرف است. تمام پولا به حساب شخصی به اسم تیم لانگ ریخته شده بود. تیم لانگ یه تاجر تایلندی و قاچاقچی اسلحه بود. بیچاره شدم. برای اولین بار دقیقاً گفته شد من برادر ناتنی تریدینم. میدونم چرا این کار رو کردن. میخواستن جنایات من دامن پاک برادر اسطوره ایم رو آلوده نکنه. وقتی جسپر متوجه شد علت مرگ مادرش تیم لانگ بوده بیشتر عصبانی شد. ادی هم از حمله مردم در امان نبود. فقط فرقش با ما خونسردیش بود. همینطور جرم پشت جرم به هم میبستند. پرونده یک کتاب راهنمای تبهکاری هم دوباره باز شده بود. تنها امیدم پس دادن بخشی از پول مردم بود. خونه 1000 تو رو حراج گذاشتیم. خونه به خاطر بدنامیش 10 برابر قیمت واقعیش فروش رفت. کتابا و آشغالا من بردم به یه انباری. من و کارولینم به آپارتمانی که آنوک برامون اجاره کرده بود رفتیم. حالا فقط منتظر بودم تا دستگیرم کنن. چند روز بعد در آپارتمانو زدن. آروم از سوراخ در بیرون نگاه کردم. ادی بود با آنوک و اسکار. در رو باز کردم. همه با عجله وارد شدن. ادی 4 پاسپورت جعلی تو دستش بود. تیم لانگ میخواست به ما کمک کنه. کمکشو قبول کردم. چاره دیگه ای نداشتم. کارولین آهسته به من گفت با هم میریم. گفتم با هم میریم. ادی گفت برای جسپرم پاسپورت گرفته. بهش گفتم جسپر هیچ وقت قبول نمی کنه. با آنوک خداحافظی کردیم. لحظه غمناکی بود. نمیتونستم بهش بگم زود میبینمش. هیچ زودی وجود نداشت. چمدونم و بستم و دیگه تموم. گمونم نوشته هامو باید یه جایی تو همین خونه پنهون کنم. شاید یه آدم باهوش بعد من منتشرشون کنه. باید سر رام از جسپر خداحافظی کنم. این جمله‌ای که دارم می‌نویسم آخرین جمله است. پایان زندگی نامه مارتین دین. آخه من چرا باهاشون فرار کردم؟ چون من عاشق پدرم بودم. حالا هر چقدرم در حقم بد کرده بود، این دلیل رفتنم بود. دلم می‌خواست با یکی حرف بزنم. بعد مدت‌ها رفتم با دختر موقرمز حرف زدم. ازش خواستم با هم قدم بزنیم. موقرمز قبول کرد. براش ماجراهامو تعریف کردم. قسمش دادم رازمو به کسی نگه.
مو قرمزم کلمه به کلمشو به همه گفت. با این کار مو قرمز فکر کردم موندن چه ارزشی داره. منم با بابام فرار کردم. چرا باید میموندم؟ وقتی برای خداحافظی در خونم اومدن حالم خیلی بد بود. بابا و کارولین و ادی عینک دودی زده بودن. بابا گفت میخواییم فرار کنیم اومدیم برای خداحافظی. فهمیدم تیم لانگ پیشنهاد فرار رو داده. وقت انتقام بود. باید یه گوله خالی میکردم تو سر تیم لانگ. بنابراین گفتم با تو میام. به تایلند رسیدیم. هیچ کس برای استقبال ما نیامده بود. ادی گفت امشب باید تو هتل بخوابیم، فردا میریم خونه آقای لانگ. اما یه زن قد کوتاه اومد. زن میلرزید. وقتی ادی رو دید هق هق گریه کرد. زن همسر ادی بود. من و بابا جا خوردیم. ادی زن داشت. ادی 25 سال بود، زن داشت. گیج آشفته از فرودگاه رفتیم بیرون. شب از هتل زدم بیرون. رفتم تو شهر بانکوک. میخواستم اسلحه بخرم اما کار ساده ای نبود. پیدا نکردم و برگشتم هتل. از قیافه پدر و کارولین معلوم بود خوابشون نبرده. خیلی نگران و داغون بودن. ادی اومد پیش ما و گفت حاضرین؟ سوار قایق رفتیم خونه تیم لانگ. از یک کانال کثیف و متعفن گذشتیم. بعد عبور از عمارت‌های بزرگ و پرزرق و برق قایق وایساد. به دروازه فلزی بزرگی رسیدیم. چند نفر مسلسل به دستم بودن. در باز کردن و رفتیم تو. از پله‌ها رفتیم پایین. از چیزی که دیدیم شوکه شدیم. روی دوتا دیوار بزرگ 1000 تا از عکسای من و بابا بود. کارولین داد زد مارتی عکسای تو. آره میدونم عکسای تو هم هستن جسپر. گفتم آره میدونم. بابا گفت ای جونم تو بچگی ها جبونمک بودی. گفتم آره میدونم. این نمایشگاه حاصل 20 سال عکاسی ادی بود. عکس زن جوان و زیبایی هم بود. استرید بود مادرم. ادی گفت بیاین. بابا داد زد این یعنی چی؟ ادی ما رو به عمق خونه برد. گیج و مبهوت وارد راه رو شدیم. تو راه رو عکسای بیشتری از خودمون دیدیم. وارد یه اتاق مربعی شکل شدیم. کف اتاق پر بالش بود. دوست داشتم روشون دراز بکشم. یه مرد پشت به ما وایساده بود. ادی به مرد گفت مارتین و جسپر دین همراه کارولین به خدمت شما رسیدن. رئیس برگشت. تایلندی نبود، چینی هم نبود. مردی بود با موهای ژولیده و ریش انبوه. چاق‌ترین آدمی بود که به عمرم دیده بودم. یه عجیب الخلقه تمام عیار. احتمالاً کشتن این آدم با گلوله مثل سیلی زدن به کوه بود. به بابا نگاه کردم. بابا چشماشو تنگ کرده بود و دهنش باز بود. بابا گفت یا خدا. کارولین گفت تری. همون لحظه همه چی دستگیرم شد. تری دین بود. عموم. تری دین. یکی یکی نگامون کرد. بعد با تعجب گفت خوبی مارتی؟ جسپر منو میشناسی؟ سر تکون دادم. عمو تری گفت برادرزاده عزیز من، تو باید سنگ باشی که این همه وقت با بابات زندگی کردی. چجوری دیوونه نشدی؟ دیوونه نشدن تو دیوونه کننده است. البته شایدم باشی کارولین. از دیدن دیکم شوکه شدم. البته ادی به من گفت ازدواج کردی. عمو تری چند دقیقه به کارولین خیره شد و بعد به خودش اومد. عمو تری گفت کدومش عجیب تره؟ این که زندم یا اینقدر چاق شدم؟ من دوست دارم چاق باشم. آره من یه نهنگ سرسخت شکست ناپذیرم. بابا خوش شده بود. میخواست چیزی بگم و زبونش یاری نمیکرد. بابا گفت زنده چاق. از اینکه هیچ کدوم از این اتفاقات به مادرم ربطی نداشت سرخورده شدم. بابا بالاخره گفت پس تیم لانگ کیه؟ همونطوری گفت تیم لانگی وجود نداره. چی داره میگی؟
من بالاخره موفق شدم مارتین، موفق شدم راش بندازم. چیو؟ تعاونی دموکراتیک تبهکاریو. بابام گفت باورم نمیشه. ظاهراً این خبر برای بابا عجیب‌تر از زنده بودن عمو تری بود. عمو تری گفت: ادی به من گفت تو مریضی. عمو تری دستشو رو شونه بابا گذاشت. بابا گفت بهم دست نزن روح چاق. عمو تری گفت دلخور نباش داداش، من همیشه راهای فرار رو بلدم، فرار رو از آتیش سوزی هم سخت نبود. خشم درونی بابا هر لحظه بیشتر می شد، مخصوصا وقتی دید کارولین ناراحت نشده، فقط شوکه شده. عمو تری گفت آدرس کارولینو از روی نامش برداشتم، به ایدی گفتم نزدیک کارولین اتاق اجرا کنه تا سر و کلت پیدا شه. بعد که سر و کله پیدا شد، ادی رو گذاشتم حواسش بهت باشه. وقتی بهم گفت پول نداری، یه جوری برنامه ریزی کردم که بشی سربار اون زن آسترید. متاسفانه بد وقتی بود، وسط یه تصفیه حساب کوچولو زند آسترید از بین رفت. قسم میخورم من خبر نداشتم. جسبر ببخش. بابا گفت خب دیگه چی؟ خب تمام مدت تو استرالیا هم حواسم بهت بود، الانم که شماها اینجایین. وقتی بابا قصه برادرش رو هضم کرد، چهرش خیلی شکسته بود. همه ساکت شدیم، نمیدونستیم کجا رو نگاه کنیم. بالاخره بابا گفت حالا قراره چی بشه؟ عمو تری گفت پیش من میمونید؟ همه هم نگاه کردیم، میدونستیم فکر خوبی نیست، ولی چاره دیگه ای هم نداشتیم. بیچاره کارولین خیلی تو خودش بود، دیگه خودشو دوست نداشت. پیدا شدن ناگهانی عموتری ازدواج با پدرم رو زیر سوال برده بود. عموتری قصد داشت روزای آخر عمر پدرم شاد باشه. برای همین ستایی می رفتیم رودخونه شنا می کردیم، خوشگذرونی می کردیم. بابا از وقفه هایی که عموتری تو مرگش می انداخت بیزار بود، اما من خوشحال بودم، احساس آزادی می کردم. بالاخره یه نفر پیدا شده بود نگران بابا باشه. انرژی زیادی پیدا کرده بودم، احساس می کردم قوی تر شدم. هر روز صبح بیدار می شدم، پیاده از این سر تا اون سر بانکوک می رفتم. عمو تری تصمیم گرفته بود چند هفتهی بریم دهکده ادی. دهکده ادی کوهستانی و دور بود، هیچ جوری نمی شد تصمیمشو عوض کنیم. با اینکه همه مخالف بودیم، اما عمو هممونو مثل گوسفند سوار جیپش کرد. پدر ادی تنها دکتر دهکدهشون بود. قرار بود ادی هم دکتر بشه. ادی دکتر شد، اما هیچ وقت طبابت نکرد. در عوض به پیشنهاد یه مرد پولدار، سالها مراقب برادر و برادرزاده اون مرد بود. تازه فهمیدم ادی از همون روز اول از بابا متنفر بوده، اما هیچ وقت تنفرشو بروز نداده. حالا بعد از تموم شدن مأموریتش قصد داشت رویای پدر و مادرشو زنده کنه. ادی میخواست دکتر دهکدهشون بشه. غروب رسیدیم خونه ادی. خونه ادی کلبه نیمه ویرانه وسط ناکجا آباد بود. ادی به ما گوشزد کرد اهالی دهکده از غریبه ها خوششون نمیاد. به هر حال ادی مجبور بود چند هفته ای ما رو تحمل کنه. نمیدونم بدنم چه چیزی داشت، اما تمام حشرات جذبم میشدن. به همه تنم مایع ضد حشره زده بودم. فهمیدم پدر ادی علاوه بر پزشکی نقاشی هم میکرده، نقاشی از دل روده انسان، از جنین سخت شده انسان و خلاصه از اینجور چیزا. ادی منو برد مطبش، البته مطب پدرش بود، دیوارا پر نقاشی بود و فضای اتاق سنگین. به خاطر مرگ معلق پدر بود یا ناکامی حال حاضر پسر، نمیدونم. تا حالا یه مریضم نیومده بود. ادی اعتراف کرد هیچ وقت من و پدرم رو دوست نداشته. گفت من شبیه بابامم، وقتی بابام بمیره من میشم مارتین دین دو. ادی نگران پروژه بعدی بابا بود، اما از عموتری میترسید ما رو بیرون کنه. بنابراین از من خواست با عموتری حرف بزنم. منم همه چیو برای عموتری تعریف کردم. عموتری احساس میکرد قرار اتفاقی بیفته، اما به خاطر حس کنجکاوی احمقانش میخواست بمونه ببینه چی میشه. فردا که از خواب بیدار شدم، حرفای ادیو مرور کردم. میدونستم حق داره، بابا حتما تو عمق وجودش داره یه نقشه‌ای میکشه. لباس پوشیدم و از خونه زدم بیرون. پشت خونه یه اتاقک بود، رفتم تو. داخلش وسایل نقاشی بود. یه قلمو برداشتم و تو آب شستم.
کارولین از تپه پایین می اومد. تند را می رفت. نگاش کردم تا تو جنگل ناپدید شد. یه قوطی رنگ باز کردم و قلمو رو تو رنگ زدم. انگار قلمو به من حمله ور شد. می خواستم ببینم دوست دارن چی بکشن. انگار دوست داشتن چشم نقاشی کنن. چشمای شبیه آلوی رسیده. چشمای تو چشمای دیگه. چشمای نقاشی شده به شکل آزاردهندهی به درونم حمله می کردن. انگار چیزی تو وجودم حرکت می کرد. تازه فهمیدم چشمای بابامو کشیدم. دوباره شروع کردم. این دفعه صورت کشیدم. صورتی مغرور از خود متشکر. بعد یه دفعه فهمیدم من تو بچگی همیشه خواب این صورت رو می دیدم. می دونستم این صورت یه روز از آسمون به زمین میاد تا به من کله بزنه. نقاشی رو ول کردم و به اتاقم برگشتم. اسم جعلی گذرنامم کسپر بود. از این اسم متنفر بودم. تمام بعد از ظهر تو تخت خواب بودم. حرفای عدی از ذهنم بیرون نمی رفت. نکنه یه روزی من بابام بشم. از وقتی که بابام مریض شده بود من قوی تر شده بودم. انگار ما رو الاکولنگ بودیم. هرچی بابام پایین می رفت من بالا می رفتم. تو این فکرها بودم که کارولین اومد تو اتاقم. کارولین یه شیشه داد دستم. تو شیشه چربی ذوب شده قبقب زن بود. زنی که موقع وضع حمل مرده بود. به شیشه نگاه کردم. به زنی که موقع زایمان مرده بود فکر نکردم. به آدمی فکر کردم که چربی قبقب و آب کرده بود. کارولین ازم خواست بابا رو راضی کنم تا پماد به مال به تنش. ظاهرن این شیشه مرگ و متوقف میکرد. رفتم تو اتاق بابا. گفتم بابا این پماد رو بزن به تنت برای نیش حشره ها خوبه. بابا شیشه رو گرفت و بو کرد. بعد یکم ازش برداشت مالید به سینه و شکمش. حالت تعبع گرفتم. بابا در حالی که زیر بغلش رو چرب میکرد گفت ادی با اون چیزی که فکر میکردیم خیلی فرق داره نه؟ راجب تهدیدهای ادی چیزی بهش نگفتم. فقط گفتم ادی اولین کسی بود که در مورد مامان با من حرف زد. واقعا؟ آره گفت یاد داشته پاریس شما رو بخونم. خوندی؟ خط به خط. حالت به هم خورد؟ شدید. حقته، سزای آدم فضول همینه. بابا دمپاییشو در آورد و چربی رو لای انگشتای پاش مالید. صدای چلپ چلپ بلند شد. به بابا گفتم تو خاطراتت نوشته بودی من تناسخ زود هنگام تو هم. درسته، هنوزم همین حرفو میزنم. احساس کردم خشم قدیمی تو وجودم زبونه کشید. بابا میدونست از اینکه شبیهش بشم چقدر متنفرم. گفتم اون پماد دفع حشرات نبود. میدونم. فکر میکنه من چربی آب شده قبقب یه زن مرده رو تشخیص نمیدم. سر جام وایسادم. فکر کردم بابا من مثل من میتونه ذهن آدم ها رو بخونه. بابا گفت گوش وایساده بودم دیوونه. بابا نمیتونست کارولینو کنار عموتری تصور کنه. کارولین هم خودشو وقف درمان های خرافی بابا کرده بود. هر جور جادو جنبلی رو با خودش میاورد خونه. یه شب صدای فریاد بابا رو شنیدم. عموتری با بالش افتاده بود دنبال بابا، میخواست بابا رو بکشه. عموتری میگفت بذار بکشمت، من همیشه هواتو داشتم، از این به بعدم دارم. شب طوفانی بود. سر و صدای شدیدی از بیرون میامد. به زور خوابیدم. صبح از پنجره بیرون رو نگاه کردم. اتاق که نقاشی هنوز سر جاش بود. وقتی رفتم تو اتاقک همه چی به هم ریخته بود. قوطی‌های رنگ باز شده بود. نقاشی منم پاره شده بود. آخه چرا؟ ادی بالای سرم ظاهر شد. با هم زدیم بیرون. حوصله خونه موندن نداشتم. بعد نهار ادی گفت به تری گفتی شما را از اینجا ببره؟ گفتم اما میخواد بمونه. همون موقع موتورسیکلتی با سرعت بالا به ما نزدیک شد. سرنشینش دکتر 60 ساله‌ای بود. دکتر با ادی حرف زد. نمی فهمیدم چی میگن. اما چهره ادی تو هم رفت. خبر بدی برای ادی بود.
دکتر 60 ساله دستیار جوونی داشت. قرار بود بعد از دکتر دستیارش تو دهکده تبابت کنه. دیگه تموم شد. ادی دیگه تو جامعه کوچیکش رسماً هیچ اعتباری نداشت. چند روز بعد اتفاق عجیبی افتاد. زنی به مطب ادی اومد و خبر داد پزشک 60 ساله مریض شده. وقتی رسیدیم دیر شده بود. ادی برای نوشتن گواهی فوت پزشک قدیمی لحظه شماری می کرد. بعدش خبر رسید دکتر جوونم مریض شده. ادی دکتر جوون معاینه کرد. ادی گفت فکر نکنم زیاد زنده بمونه. ترسیدم بیماری واگیرداری باشه، اما ادی با اطمینان گفت نترسم، احتمالاً هر دو تا دکتر با هم غذای فاسد خورده بودن. 2 روز بعد دکتر جوونم مرد و ادی پزشک دهکده شد. اما باز مشکل ادی حل نشد. مردم دهکده اصلا مریض نمی شدن. خدا رو شکر فقط حوادث کشاورزی براش چند تا قطع عضو آورد. روز بعد با عموتری رفته بودیم شکار. یهو بابا به عموتری گفت کارولینو طلاق میده. عموتری از حرف بابا جا خورد. بعد من و بابا رفتیم پیش کارولین. کارولین تو بارون زیر درخت نشسته بود. بابا بهش گفت از این به بعد آزاده. کارولین مات و مبهوت به بابا خیره شده بود. کارولین گفت میخوای بگی دیگه دوستم نداری؟ بابا گفت ازت میخوام این مسئله رو منطقی قبول کنی. کارولین دستشو جلوی دهنش گذاشت و بالا آورد. درست در همون لحظه عموتری از خونه اومد بیرون. عموتری گفت صدای داد و فریاد شنیدم. بابا گفت کارولین دیگه زن من نیست. از این به بعد آزاده. من دیگه دارم میمیرم. منظور چیه؟ یعنی دیگه دوستش نداری؟ بابا گفت فقط منو ول کن. عموتری به سمت جنگل رفت. مثلث از هم پاشیده بود. دیگه هیچ کس با هیچ کس نبود. حالا شده بودن 3 تا خط موازی. تو این وسط ادی خیلی عوضی شده بود. مارموز بازی در می آورد. مردم رو سرکیسه می کرد. یه بار جلوش وایسادم منو پرت کرد زمین و با ماشینش رفت. من تو ناکجا آبا تک و تنها موندم. همینطوری راه رفتم تا از ته تپه صدای آدم شنیدم. حدود 20 تا کشاورز بودن. وقتی برگشتم پشت سرم یه پیرزن وایساده بود. پیرزن خبر وحشتناکی به هم داد. گفت مردم میخوان ماها رو بکشن. موضوع خیلی جدی بود. مردم ده جسد 2 تا دکتر رو نبش قبر کرده بودن. فهمیده بودن بینواها با زهر کشته شدن. کار ادی بود. مردم ده به پلیس گفته بودن ادی از روستا رفته. میخواستن بدون مزاحمت قانون از ادی انتقام بگیرم. چی کار میتونستم بکنم؟ باید میرفتم خونه و به همه خبر میدادم. چند روز پیش کارولین به هم یه گردنبند برای محافظت داده بود. پیرزن گردنبند رو ازم گرفت. گردنبند رو بهش دادم و راه افتادم، اما راه خونه رو بلد نبودم. تازه متوجه شدم دارن تعقیب من میکنن. مثل اسب میدویدم. چقدر وحشتناک بود. نیم ساعت بعد گمشون کردن. فکری به سرم زد. من و بابا گاهی ذهن همو میخوندیم. اگه تمرکز میکردم میتونستم پیغام خطر رو بدم. وایسادم. قلبم درد میکرد. نفس عمیق کشیدم. 4 زانو روی زمین نشستم. به صدای طبیعت گوش کردم. صدای سکوت دیوونه کننده بود. بعد ذهنم ساکت شد. ساکت. چهره بابا رو دیدم. بابا در حال نوشتن یه نامه به سردبیر روزنامه بود. مطمئن شدم خیال نیست. من واقعا بابا رو می دیدم. به بابا گفتم اوضاع خطرناکه. چند ثانیه بعد تصویر بدون اجازه من محو شد. چشمامو باز کردم. شب بود. شبی سیاه و ابری. دوباره راه افتادم. بالاخره به خونه رسیدم. جمعیتی که می خواست انتقام بگیره از خونه بیرون می آمدن. پشت درخت قایم شدم. دیر رسیده بودم. صورت و دستای تک تک اهالی خونی بود. وقتی همه رفتن، رفتم تو خونه. اول جسد ادی رو دیدم.
تو اتاق دیگه عموتری چارزانو رو زمین نشسته بود. عموتری با گریه دستای توپولش رو سمت اتاق پدرم گرفت. رفتم تو اتاق. بابا بالا سر جسد کارولین زانو زده بود و آروم عقب و جلو می رفت. بعدم فهمیدم کارولین موقع دفاع از ادی مرده. هیچکس نه ادی. کارولین اتفاقی به قتل رسیده بود. ادی و کارولین رو خاک کردیم. بابا سخت نفس میکشید، انگار چیزی راه نفسشو گرفته بود یا شایدم قلبش رو. ستایی تو سکوت سوار ماشین شدیم و برگشتیم بانکوک. وقتی رسیدیم هر کدوم رفتیم به اتاق خودمون. دو روز بعد بابا از هیپنوتیزم غم اومد بیرون و آخرین پروژهشو اعلام کرد. بین تمام پروژه‌هاش این یکی از همه دیوانه‌وارتر بود. ستایی داشتیم کاری مرغ می‌خوردیم که بابا از پروژه آخرش رونمایی کرد. بابا گفت می‌خواد برگرده استرالیا، می‌خواد تو وطنش بمیره. من و عموتری با وحشت بهش نگاه کردیم. بابا فکر همه جاشو کرده بود، می‌خواست با قایقای قاچاقی بره. نگاه بابا سیاه و ساکت بود. نگاه عموتری عمیق و مرموز بود و من چی؟ تصمیم گرفتم با بابا برم. نمیدونستم چرا، اما نمیخواستم تنهاش بگذارم. عموتری با نگرانی گفت تو نباید باش بری مارتی، تو نباید اجازه بدی جسپر باهات بیاد. بابا گفت من نمیتونم جلوشو بگیرم. تو صدای بابا یه جور اشتیاق حس کردم، انگار حالا که زندگیش تموم میشد میخواست بی‌محابا با زندگی من بازی کنه. عموتری گفت جسپر تو یه احمقی، نکن. گفتم مجبورم. عموتری آهی کشید و گفت روز به روز بیشتر شبیه پدرم میشم. عموتری منو کشید یه گوشه، ازم پرسید چرا میخوای بری؟ پیچیده نبود. نمیخواستم قاچاقچی ها بابا رو نیم ساعت بعد من سوار کنن، بعد پرتش کنن وسط دریا. عموتری هم قبل از سفر یه شیشه زهر به هم داد. گفت هر وقت گم شدین یا قایقتون غرق شد با زهر خودتون رو بکشین. عموتری قول داد زهر درد نداره. عمو پول زیادی به قاچاقچی ها داد و همه یه کارا هماهنگ شد. چند روز بعد راهی بندر شدیم. کشتی کوچیک درب و داغونی بود. خیلی زود پناهجوها اومدن. مرد و زن و بچه گریم گرفت. تلخی وضعیت خانواده ها دردناک بود. مردم جون بچه هاشونو به خطر انداخته بودن برای آیندهی بهتر. همه یه حس مشترک داشتن. امید و ناامیدی. احمق نبودن. می دونستن زندگیشون رو هواست. اما دل به دریا زده بودند. ناخدا دستور داد سوار شیم. عموتری دستشو گذاشت رو شونه ی ناخدا و مثل لیمو فشارش داد. یادت نره بهت چی گفتم؟ اگه این دوتا سالم نرسن استرالیا می کشمت. عموتری و بابا مثل دوتا حریف کشتی روبروی هم ایستاده بودن. عموتری یواش زد به دست بابا. عجب دیداری تازه کردیم. به هم لبخند زدن. انگار تموم زندگیشون تو همون لبخند معلوم بود. عموتری گفت امیدوارم مرگ خوب و آرومی داشته باشی، فقط سعی نکن جسپر رو با خودت ببری. بابا گفت نگران نباش. عموتری پیشونی منو بوسید و گفت مواظب خودت باش. پرسیدم تو چی کار میکنی؟ فکر کنم از تایلند برم. میخوام شعبه جدید تعاونی رو توی کشور دیگه باز کنم. نمیدونستم چی بگم. برای آخرین بار بغلش کردم، سوار کشتی شدم. وقتی راه افتادیم انقدر براش دست تکون دادم که پشت دود موتور ناپدید شد. به بابا نگاه کردم. میخواستم ببینم از این که دیگه برادرشو نمیبینه ناراحته. بابا لبخند خوشبینانه‌ای به لب داشت و به افق خیره شده بود.
اقیانوس واقعا وحشتناک بود. هفته ها و هفته ها تو اقیانوس بودیم. امواج عظیم از همه طرف تهدیدمون میکردن. کشتی قرازه به شکل ترسناک این طرف اون طرف پرتاب میشد. جا تنگ بود و من و بابا به زور خودمونو یه گوشه جا داده بودیم. صدای زجه های بابا بقیه مسافرها را اذیت میکرد. بابا منگ بود و هزیون میگفت، تشنج میکرد، سردردای وحشتناک داشت. فقط مریضی بابا اذیتشون نمیکرد، ما بوی غریبگی میدادیم. براشون عجیب بود قاچاقی وارد کشور خودمون میشیم. اوضاع لحظه به لحظه بدتر میشد. آذوقه کم شده بود، همه ضعیف شده بودند. بابا با تلخی گفت، دارم میمیرم. برای اینکه سر حالش بیارم گفتم، چند روز دیگه منم میمیرم. متاسفم، بهت گفتم نیا. خودش خوب میدونست همچی حرفی بهم نزده بود. دوباره گفت، من دارم میمیرم جسپر. من هر لحظه کنار بابا بودم. وقتی حرف میزد گوش میکردم، وقتی میخواست بخوابه منم باش میخوابیدم، وقتی ناله میکرد بهش مسکن میدادم. میدونستم هنوز به کارولین فکر میکنه. چرا بابا خودشو خلاص نمیکرد؟ چرا این همه رنج و تحمل میکرد؟ منتظر چی بود؟ یه دفعه یادم افتاد، در گوشش گفتم، زهر میخوای؟ گفت، فردا صبح با هم. بابا، من زهر نمیخوام. نه، منظورم این بود من میخورم. تو نگاه کن. بابای بیچاره من همیشه از تنهایی متنفر بود. صبح بارون میبارید. بابا نمیخواست تو بارون بمیره. وقتی بارون بند اومد هوا برای خوردن زهر زیادی گرم بود. خلاصه این که هیچ وقت آمادگی نداشت. همیشه دو دل بود. همیشه یه بهونه پیدا میکرد. خیلی بارونی، خیلی ابری، خیلی زود، خیلی دیر. بعد از دو سه هفته زندگی روی دریا بالاخره مرگ بابا اتفاق افتاد. موج گلالودی به کشتی برخورد کرد. تا مرز غرق شدن رفتیم. بابا مشکل تنفسی پیدا کرد. بهش آب دادم. بابا گفت فکر کنم وقتش جسپر، منو ببر بالای کشتی، صبر کن تا بمیرم، بعد پرتم کن توی آب. بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید. هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود. به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود. ماه نورانی میدرخشید. ما مستقیماً به سمت ماه میرفتیم. ناخدا ما رو به سمت ماه میبرد. بابا میخواست حرفای آخرشو بزنه. گفتم، بابا لطفاً به خودت فشار نیار. نمیخواد آخرین کلماتت با شکوه باشن. راحت باش. بابا با صدای گرفته ای گفت، من باید یه اعترافی بکنم جسپر. چی؟ من صدا تو شنیدم. وقتی توی جنگل بهم اختار دادی صدا تو شنیدم. داد زدم، صدامو شنیدی؟ پس چرا هیچ کاری نکردی؟ چرا جون کارولینو نجات ندادی؟ فکر کردم واقعیت نداره جسپر. هر دوتا در سکوت به آب خیره شدیم. دوباره درد بابا اوت کرد. ترسیدم، خیلی ترسیدم. گفتم نمیر بابا، نرو، من به تو وابستم. حتی اگه نقطه مقابل تو باشم، اگه تو بمیری از من چی میمونه؟ دوست دارم بابا. منم دوست دارم. مرگ بابا سریع بود و ناگهانی. نفس نفس میزد، دندوناش قفل شد، انگار میخواست مرگ و گاز بگیره. نور چشمش سوسو زد و خاموش شد. همین، بابا مرد. بابا مرد؟ باورم نمیشد. چند تا فراری کمکم کردن. بابا رو انداختیم تو دریا. بدنشو از لبه کشتی انداختیم پایین. پدر متولد دریای من به دریا برگشت. ناخدا داد زد برگردیم زیر عرشه. یه دسیاپوش از دور دیده می شدن. ساکت تماشاشون کردیم. تعدادشون زیاد بود، چرا قوام داشتن.
نور چراغ قوه ها رو رو صورتمون انداختن. کشتی به ساحل رسیده بود. سر تا سر ساحل در اشغال پلیس فدرال و گارد ساحلی بود. خیلی سریع ما رو جمع کردن. میتونستم بگم من استرالیاییم، حق دارم رامو بکشم و برم. باید خودم از فراریا جدا میکردم ولی نکردم. تصمیم گرفتم حرف نزنم. گذاشتم منو با بقیه ببرن. اینجوری بود که از زندان غریب سر در آوردم. کلی مترجم ریختن سرم. مترجما با زبونای مختلف با هم حرف می زدن. هفته ها تو کلاس انگلیسی می نشستم و تظاهر می کردم زبان انگلیسی یاد می گیرم تا اینکه شروع کردم به نوشتن داستانم. کم کم از طرز رفتارشون با فراریا خسته شدم تا اینکه دیگه وقتش شد بهشون بگم من جسپر دینم. بازجویای خسته کنندشون شروع شد. سوالای تکراری. من سیر تا پیاز ماجرا رو براشون تعریف کردم. البته حواسم بود راجب زنده بودن عموتری چیزی نگم. اعترافات من راضیشون نمی کرد. انقدر حرف زدم تا صدام گرفت. انقدر گوش کردن تا کر شدن. بالاخره تصمیم گرفتن آزادم کنن. دولت نمی خواست من درباره یه بد رفتاری با پناهجوها حرف بزنم. منم چیزی نگفتم. به هر حال حقایق هیچ وقت تأثیری روی جماعت رای دهنده نداشته. به خاطر سکوتم یه آپارتمان کثیف توی مجتمع دولتی کثیف توی منطقه دور کثیف بهم دادن. من آزاد شده بودم اما نمیدونستم از این به بعد باید چه کار کنم. سعی کردم به آنوک زنگ بزنم. تماس با ثروتمندترین زن کشور کار ساده ای نبود. حتی اگه یه زمانی توالت خونت رو تمیز میکرده. بالاخره موفق شدم با منشی اوزگار تماس بگیرم. خبر وحشتناکی شنیدم. منشی گفت اوزگار و پدرش تو سانحه هواپیمایی مردن. خوشکم زد. پرسیدم خانم حبس چطور؟ متاسفم. احساس کردم همه چی از وجودم ریخت بیرون. زن از پشت گوشی پرسید هنوز هستی؟ منظورت کدوم خانم حبزه؟ منشی گفت آنوک تو هواپیما نبوده. انگار دوباره زنده شدم. نفس عمیقی کشیدم. آنوک رفته بود هند. چند ما دیگه می اومد. شماره تلفنم رو دادم و گوشی رو گذاشتم. یاد نقشه اصلیم افتادم. من همیشه دوست داشتم بی هدف تو زمان و مکان شناور باشم. برای همچین هدفی پول لازم داشتم و من اصلا پول نداشتم. میخواستم داستانی رو که تو زندان نوشته بودم تکمیل کنم. شاید وجود دوتا آدم بدنام تو خانوادم باعث پرفروش شدن کتاب میشد. رفتم مغازه. چند تا بسته کاغذ خریدم. از ورق سفید خوشم میومد. احتمالاً تو رودربایستی کاغذا پرشون میکردم. یه شب روی کاناپه دراز کشیده بودم. مرد جوونی در خونه رو زد. چند تا مدرک آورده بود امضا کنم. تمام وسایل پدرمو که توی انباری بود. حالا وسایل مال من بودن. مدارک رو امضا کردم. کلید انباری رو گرفتم. تو انباری یه جعبه پیدا کردم. توش چند تا دفترچه بود. زندگی نامه ناتمام پدرم بود. زندگی نامش رو تو کیفم گذاشتم و دوباره برگشتم. یه نقاشی پیدا کردم. شوکه شدم. همون صورتی بود که تو تایلند کشیده بودم. سرم گیج رفت. دوباره نگاه کردم. قطعا نقاشی من بود ولی زیرش اسم مادرم رو دیدم. متوجه شدم مادرم استرید نقاشی رو کشیده. یاد خاطرات بابا تو پاریس افتادم. وقتی برای مامان بوم و رنگ گرفته بود تا نقاشی کنه، من و مادرم یه چهره رو نقاشی کرده بودیم. تو فکرم چیز تازه‌ای جون گرفت. عجب فکری. داد زدم. چرا فکر میکنم من به بابام تبدیل میشم در حالی که به احتمال مساوی میتونم به مادرم تبدیل شم؟ این فکر مایه آسایش خاطرم. یه دفعه متوجه شدم اینا یعنی چی؟ مأموریتم مشخص شد. پرواز به اروپا و پیدا کردن خانواده مادرم.
این چهره نقطه شروع بود. این چهره اولین سر نخم بود. فکر کردم اگه صاحب چهره رو پیدا کنم خانواده مادرم هم پیدا میکنم. بوم و بغل کردم و با عجله زدم بیرون. نصف شب تلفنم زنگ خورد. مرد پشت تلفن قرار محرمانه‌ای با هم گذاشت. قبول کردم و سر قرار رفتم. سر قرار یه بنز سیاه برام بوق زد. توی بنز آنوک بود. آنوک اصلاً شبیه یه بیوه‌زن پولدار نبود. باز موهاشو از ته تراشیده بود. آنوک پولدارترین زن دنیا بود. هنوز یادمه رو ماشین بابا خط انداخت چون از پولدارا بدش می اومد. تمام ماجرای سفرمونو براش تعریف کردم. چشمش بسته بود و لبخند تلخ و شیرینی به لب داشت. البته در مورد نقاشی مادرم چیزی نگفتم. میخواستم یه چیزو برای خودم نگه دارم. آنوک از من خواست برای اداره دم و دستگاه هابس کمکش کنم. بهش گفتم میخوام برم پاریس تا خانواده مادرمو پیدا کنم. ازش پول خواستم. آنوک راضی نشد. اصرار داشت بمونم کمکش کنم. مردم استرالیا هنوز از دست پدرم عصبانی بودند. بنابراین از هر کاری که میخواستم بکنم از همین حالا بیزار بودند. آنوک بالاخره راضی شد. از من خواست قبل رفتن یه آگهی ترحیم برای پدرم بنویسم تا تو روزنامه چاپش کنه. بعد 25,000 دلار برام چک نوشت. به آژانس هواپیمایی رفتم و یه بلیت یه طرفه برای اروپا خواستم. زن پشت پیشخون پرسید کجای اروپا؟ سوال خوبیه، تا حالا بهش فکر نکرده بودم. گفتم اولین هواپیمایی که به اروپا میره مال کجاست؟ جمهوری چک. جمهوری چک؟ فکر میکردم الان میگه پاریس. من میگم آره، پاریسی موقع سال خیلی قشنگه. زن گفت بلیتو میخوای یا نه؟ گفتم حتما، جمهوری چک موقع سال خیلی قشنگه. چمدونم و بستم و عکس مادرم و نوشته هامو برداشتم. آگهی ترحیمی که برای بابا نوشته بودم و تو صندوق پست انداختم تا به دست آنوک برسه. باید قبل از رفتن نوشته هامو دست یه ناشر میرسوندم، اما کدوم ناشر؟ به سختی شماره استنلیو پیدا کردم. مردی که سالها پیش کتاب راهنمای تبهکاری هریویست رو چاپ کرده بود. استنلی با شنیدن عنوان کتاب یعنی زندگی نامه مارتین دین پشت تلفن خشکش زد. کتابو براش پست کردم. بهش گفتم خودش میدونه و کتاب. بعد رفتم فرودگاه. الان تو کافه فرودگاه نشستم. حالا که داستانمو با تمام جزئیات دلپیچاورش تعریف کردم فکر میکنم اصلا میارزید. نوشتم کدوم جمله مناسب جمله پایانی کتابه. وقتی بچه‌ای به تو میگن اگه همه از بالای پل پریدن پایین تو نباید بپری، همین آدما وقتی بزرگتر میشی تو رو به جرم فرق داشتن مجازات میکنن. هی همه دارن از رو پل میپرن پایین، تو چرا نمیپری؟ نه هیچ کدوم اینا خوب نیست. راستش وقتم ندارم. هواپیما 10 دقیقه دیگه پرواز میکنه. این پاراگراف باید آخرین پاراگراف باشه. اگه سلی کتابو چاپ کنه بالاخره یه نفر بیکار بین این همه جمعیت پیدا میشه تا این کتابو بخونه. یه آدم بین این همه آدم سرگیجه‌آور. پایان.